در خدمت جناب آقای اسماعیل محمد ولی هستیم، از دوستان عزیزی که من سالهاست در فضای مجازی دنبال میکنم و از خبرنگاران قدیمی حوزه کارگری. قبل از شروع من برای اینکه حالا دوستان دیگه به پیوندن بحث رو خودمونی شروع کردم و ازشون پرسیدم که آیا محمد ولی از به شکلی بک‌گراند و عقبه کارگری میان یا نه، و ایشون هم فرمودن که پدرشون مثل این کارگر بودن. حالا دوباره میپرسم آقای محمد ولی اگه توضیح بله بدین، پس پدر شما کجا کار میکردن و داستان چی بودش؟ بله، شما یه سوالی در مورد خانه کارگر بکنم پرسیدی نه من پرسیدم که من پدر شما، دارم تایید میپرسم شما کردم. آیا بک‌گراند شما، خانواده شما کارگری آها بود، خانوادهتون؟ آره بله، خانوادهمون کارگری بود. حالا حال خوبه به بهونه در واقع این سوال شما، تا حالا یکم تعداد بیننده اونم بیشتر بشه یه توضیح در این مورد بدم. بله، پدر من کارگر کارخونه ارج بود و یه کارگر عادی هم نبود، در واقع نماینده کارگران یا به تعبیر درست‌تر رئیس نهاد کارگری کارخونه ارج که حالا اصطلاحاً اسم شورای اسلامی کاره. ایشون بله حدوداً رئیس شورای اسلامی کارخونه ارج بود و ایشون بله از اول انقلاب هم در واقع ایشون یکی از کارگرای انقلابی بودن که خیلی فعال بودن. طبیعتا در واقع اون جریان تصرف خانه کارگر و اینا هم ظاهرا بودن و در واقع چپا رو بیرون میکنن، از چپایی که در واقع اون زمان در واقع تشخیص این بود که مانع در واقع پیشبرد اهداف انقلابن و خرابکاری میکنن به کارخونه، اون اصطلاحاتی که اون زمان به کار برده میشد. و بله و اصطلاح خانه کارگر یعنی کنفدراسیون عالی کارگران ایران، یعنی اینکه همه نهادهای جزء کارگری بیان جمع چند زیر یک کلی که اون کل بتونه از موضع بالا چونه زنی کنه. حالا من تو قسمت قبل هم عرض کردم با وجود این پیش زمینه در مورد خودم، اینکه پدرم عضو فعال خانه کارگر و از در واقع میشه گفت سران خانه کارگر هستن، ولی خب خودم در واقع البته با حتما ایشون الگو بودن برای من، خیلی در واقع این که ایشون تو این مسیر بودن حتما تو زندگی من خیلی تاثیرگذار بوده، این که انتخاب کردم این حرفه رو. ولی خب تحلیل شخصی هم بنده دارم و از اون زمانی که به تحلیل رسیدم خانه کارگر رو به عنوان یک نهاد صنفی بهش ایراد وارد می‌دونم، استخوال به به خانه خاطر کارگر، اینکه به خانه کارگر میرسن. من همین بک‌گراند حال به خانه کارگر میرسن. میشم از شما بخوام که ثابت بشید، چون تکون میخورید و این باعث میشه که بعدن بخیر بعدی چشم تو ادیت خیلی کار سختی شه. حالا به خانه کارگر میرسید، برای همین میخواستم بدونم، میخواستم بدونم شما بس خودتونم با مسائل کارگری غریبه نیستین، یعنی از به شکلی از منظر روشن فکری و روزنامه نگاری فقط با مسائل کارگری درگیر نیستید، از بچگی نخیر من از بچگی حالا خودم هم یکم چیزی بودم، از این بچه هایی که خیلی لای دست والدینشونن و مثلا دخالت میکنن اینا، خیلی به کار پدرم علاقمند بودم. یه سری جلسات داخل خونه برگزار میشد با کارگرا و نماینده های کارگرا و خیلی پیگیری میکردم و از همون زمان به نظرم جذاب اومد این کاری که پدرم داره میکنه، نمایندگی و در واقع نهادسازی صنفی و چیزای. بسیار خوب. اگه میشه شما وسط بشین و تکون نخورید. شما این جا به جا شدنتون بعدن باشه، من سعی هم چرا میکنم. مگه آن صندلیتون گردانه؟ آره صندلی هم آره گرد و یکم لک به یک دوستش. عجب عجب. بعدی حالا تمام خاصیت هایی یه دونه لایو کارگری داریم. حالا بسیار جالبه، چون پدر منم در دهه 60 در کارخونه ارج کار میکرد. منم بچگی کارخونه ارج زیاد میرفتم و خاطره دارم ازش. و جالبه که حالا جفتمون کارخونه ارج کار میکرد، پدر من کارگر صنعتی بود. شما کدوم بخش مدیریت بودن یا بخش های دیگه؟ پدر من مدیر فنی کارخونه ارج بودش. بله. و نکته جالبش اینه که حالا جفتمون از جایی که میایم اون کارخونه الان وجود نداره، و به جای اینکه کارخونه ارج الان معادل سامسونگ ایران باشه و معادل LG ایران باشه و کارخونه‌ای باشه که بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی منطقه است و بازارهای عراق و بازارهای لبنان و بازارهای سوریه و افغانستان رو اشغال کرده باشه، کارخونه ارج رو بستن به عنوان یک نمادی از حمله به تولید ملی، نمادی از حمله به اقتصاد داخلی ملی و نابودش کردن و زمینش رو احتمالاً به زودی توش شاپینگ مال درست میکنن تا بنجلهای
کشورهای دیگر بیارن و بفروشن و با پول نفت جابجا کنن. شاید حالا خیلی یادشون نباشه، ولی حداقل من که خود سنم بالاتره، یک از چیزهایی که به شاه ایراد میگرفتن همین بود، این بود که نفت رو میفروشه و بنجل غربی وارد میکنه و ما 42 سال بعد از انقلاب کارخونه های قدیمیمون رو در این کشور داریم نابود میکنیم و تعطیل میکنیم و بعد چیزی که بعد وارد میکنیم و خوشحالم هستیم، هر از گاهی هم شعار اقتصاد مقاومتی میدیم. خب آقای محمد ولی، به روز کارگر نزدیک میشیم، احتمالا فردا تلویزیون ایران به یاد کارگرها خواهد افتاد، تابلوهای درود بر کارگران هم راه میفته، ولی خودمون میدونیم که اوضاع خیلی خوبی نیستش. اولا که قبل از این شروع کنیم، وقتی که از کارگران حرف میزنیم در ایران، به نظر من تصویر خیلی عجیب و کلیشه‌ای و باسمه‌ای بهشون میدیم. همیشه هم روی جلد روزنامه ها چند تا معدنچی با صورت سیاه شده افتادن که چه میدونم با دست سیاه و روغنی و اینها. شما وقتی از کارگر حرف میزنید منظورتون کیه؟ بله، یه تعریف خیلی خلاصه قانون کار داره که به نظر منم میتونه مبنا باشه. اون که آقا هر کسی که برای کارفرمای کار میکنه و در ازای فروش نیرو کارش دستمزد دریافت میکنه کارگر و مشمول این قانون میشه. این تعریفی بوده که در واقع با پیروزی انقلاب در قانون کار کارگر پیدا کرد، یعنی هویتی بود که انقلاب برای کارگر قائل بود. ولی خب عملا ما میبینیم که نه فقط ما، حالا من میدونم منظور شما اینه که جامعه کارگری خیلی گسترده تر از صرفا کارگران صنعتی و اونایی یعنی که ما کارگر میشناسیمشون، پرستارا، معلما و خیلی دیگه کارگر حساب میشن، ولی الان رسیدیم به روزی که نه فقط اونا کارگر حساب نمیشن، بلکه خود کارگر صنعتی هم عملا اون رابطه کارگری کارفرمایی دیگه به یه شکل دیگه ای در اومده، مخصوصا با رواج قرارداد موقت و اون فاجعه پیمانکاری. اینه که واقعا دیگه عملا حتی به کارگر صنعتی هم خیلی هاشون عملا رابطه کارگر کارفرمایی ندارن با کارفرما، و این جامعه داره روز به روز محدودتر کوچکتر میشه. من به شکلی در تحلیل هایی که میشه، بعضی معتقدم ما حدود 20 میلیون کار فروش داریم در ایران، یعنی اگه مجموعه معلمان، پرستاران، بخش خدمات، همه کسایی که به شکلی همین که شما میگی کار فروش هستن و مزد بگیر هستن و مشمول قانون کار هستن، ما با یه جمعیت حدود 20 میلیون نفر سر و کار داریم که با خانواده هاشون حدود 40 تا 45 میلیون نفر میشن. درست این آمار؟ بله. حالا میگن وقتی شما میخواید حقی رو از کسی بگیرید، وقتی میخواید حقی رو از کسی ضایع کنید، مقدمش اینه که ذهنیتشون رو عوض کنید و به قول معروف تغییر ایدولوژی بدین. در خود انگلستانی که من زندگی میکنم، در دوره تاچر که به شکلی گردش به راست خیلی مفصلی شد و آغاز نئولیبرالیسم بود، اولین کاری کردم مفهوم کارگر رو عوض کردم. به خیلی کسایی که کارگر بودن، یعنی کارفروش بودن، میتونه حسابدار شرکت بوده باشه، معلم بوده باشه، حتی دکتر و پرستار، کسی که میره حقوق میگیره آخر ماه و ابزار کارم نداره چون نمیتونه بیمارستان بزنه، نمیتونه مطب بزنه و بره جایی کار کنه و کارمند جاییشه، همه اونها رو متقاعد کردن که شما دیگه کارگر نیستیم، چون بهشون خونه دادن با قسط و با وام و اینها، و اینا احساس طبقه متوسط بودن کردن. همین باعث شد که تعداد کم، خیلی از اونها از اتحادیه‌های کارگری بیان بیرون، از اتحادیه‌هاشون، از شوراهاشون بیان بیرون. سنت اعتصاب در انگلستان به محاق رفت و به تدریج موفق شدن بقیه حقوقشون ازشون بگیرن. وقتی 10 سال بعد رفتن و به شکلی حقوقاشون رو کمتر کردن، 15 سال بعد رفتن دانشگاه بچه‌هاشون رو پولی کردن، 15-20 سال بعد رفتن خونه‌هاشون رو ازشون گرفتن، اینا اصلا نه تشکیلاتی داشتن، نه امکان مقاومتی داشتن، نه راهی برای پس گرفتن حقشون داشتن. در ایران هم به نظر من این داستان که روز کارگر که میشه عکس 4 تا معدنچی با صورت سیاه و کارگر فقط صنعتی رو میذارن، به نظر من بخشی از ایدئولوژی برای به شکلی سرپوش گذاشتن بر این موضوع که بخش اکثر جامعه ایران کسانی هستن که برای رزق و روزی، برای اینکه امرار معاش کنن، کارشون رو میفروشن به یک کارفرمایی، برای همین در یک قرارداد کاری هستن با کارفرماشون و وظیفه نظام. حالا هر چیزی باشه، مثلا تو دانشگاه این کارو بکنن، ممکنه در بخش دولت این کارو بکنن و در هر بخش دیگه،
و وظیفه نظام حکومتی، نظام سیاسی اینه که بر این قراردادی که بین این دو تا بسته شده، بین کارگر، بین کارفروشان و کارفرمایان، بر این قرارداد نظارت کنه، نذاره که یک سمت کلا سر اون طرف بذاره. و کی میخواد کلا بذاره؟ کارگر، کارفروش که نمیتونه کلا بذاره که، چون دستش بسته است. کسی که میتونه کلا بذاره کارفرماست که زورش بیشتره. یعنی کارفرما یه آدم 30 ساله بادی بیلدینگ کاره، کارفروش یه بچه 2 ساله ریغوه و کسی که میتونه بیرون کنه. ولی این سالها اتفاقایی که افتاد و واقعا یکی از دستاوردهای انقلاب ایران بحث قانون کار بود که سال 68 با اصرار آیت الله خمینی، با اصرار آیت الله خمینی تصویب شد. اصلا به خاطر تصویبش، به خاطر تصویبش مجمع تشخیص مصلحت به وجود اومد. و از روزی که آیت الله خمینی سرش رو زمین گذاشت در این کشور، به صورت خیلی هماهنگی قانون کار رو عملا بردن بیرون و نابودش کردن. اول کارگاه های زیر 5 نفر رو ازش خارج کردن، بعد کارگاه های زیر 10 نفر رو خارج کردن، بعد قراردادهای موقتی رو ازش خارج کردن. و تیکه تیکه الان به نظر شما چند نفر هستن در از این 20 میلیون کار فروش ایرانی مشمول قانون کار موندن؟ ببینید، یه تعریفی در مورد کارگر موقت و دائم داریم. یه آماری که مطرحه، آخرین آماری که مطرحه اینه که 96% از کارگر ایرانی کارگر موقت هم. خب اینو اگر بخوایم یکم بازش بکنیم، دهه 60 اینطور نبود. در زمانی که در واقع همونطور که شما اشاره کردی، دعوای تصویب قانون کار بین دو جناح عمده حاکمیت به وجود اومده بود و به طور مشخص امام و آقای موسوی در یک جبهه بودند و آقای رفسنجانی و اون جبهه در واقع راستگرای اقتصادی هم در مقابلشون، و اینا واقعا تا روز آخر مقاومت کردن، در این حد که حتی رئیس مجلس خبرگان دارن اینطور که مطرحه حرف دستور مستقیم امام خمینی رو هم قبول نکرده بود و اینا مجبور شدن به حالا ظاهرنشون تکلیف شرعی داشته، میگفته من در واقع وظیفه شرعی ما انجام بدم و این دستور نمیتونه تغییر بده، و اینا در واقع نظام جمهوری اسلامی مجبور شد برای تصویب قانون کار اون مجمع تشخیص مصلحت رو برای اولین بار راه بندازه. و این نشون میده که این دعوا چقدر دعوای بزرگ و بنیادی بوده از روز اول انقلاب تا همین امروز. در واقع اصل دعوا سر همین. خب حالا برسیم به وضع کارگران از سال 1400. اولین سوال اینه که کارگران اگه بخوان از نامزدهای انتخابات مطالبه داشته باشن، مهمترین مطالبهشون باید چی باشه به نظر شما؟ بله، یه فرضی هست که در واقع کارگرا بیان مطالبه بکنن از یک نامزد انتخابات با این امید که ایشون عملگرایانه میره و این قدرت داره که بتونه واقعا عملا وضعیت رو تغییر بده. حالا من با توضیحاتی که خدمتتون عرض میکنم، فکر نمیکنم اساسا یک رئیس جمهور با توجه به وضعیت فعلی که درش قرار داریم قادر باشه که بتونه وضعیت رو تغییر عمده ای بده. شاید بتونه کمی بزکش بکنه، ولی بعید میدونم، حالا با توضیحاتی که در آینده در ادامه خدمتتون میدم، بعید میدونم بتونه تغییر عمده ای بده. ببینید، اولش بگم اصلا منظورم این نیست که منم مثلا جزء اونایی ام که میگن دیگه تمام ماجرا و مثلا دیگه این جناها باید برن. نه، من به انتخابات اعتقاد دارم، شخصا تحت هر شرایطی هم رأی میدم. این حرفا منظورم این نیست که قرار نیست رأی بدیم و شخصا رأی نمیدم، اینا در کل اهمیتی هم نداره. فقط خواستم بگم که این از اون موضع رأی نداده رو دیگه کار تمومه و چه میدونم دیگه لازم نیست تلاشی بکنیم، نیست. این اتفاقا از موضع اینه که آقا برخلاف شعارهای قشنگی که وجود داره، کار تموم نیست، ماجرا تموم نیست و این ماجرا میتونه به وضعیت خیلی بدتر از شرایط امروز برسه. خب ببینید، من اگر بخوام مشکلات جامعه کارگری رو در شرایط فعلی دسته‌بندی بکنم، میتونم 3 تا در واقع مشکل عمده رو مثال عنوان بکنم که این 3 مشکل یه جوری در هم تنیده شدن. یکی مشکل دستمزد کارگرانه که خب همه میدونیم خیلی ناعادلانه است، ولی شاید حالا با این ارقام که خدمتون عرض میکنم بتونیم بفهمیم چقدر ناعادلانه است این دستمزد. ببینید، میانگین در واقع سهم نیروی کار در قیمت تمام شده یک محصول، یه میانگین جهانی براش وجود داره که ظاهرا 15% طبق اعلام یک مقام دولتی، که این میانگین در ایران 5%. یعنی این که ما 2/3 دستمزد کارگر، سهم کارگر از قیمت تمام شده کالا بهش پرداخت نمیشه. خب
این یه بچه ماجراست، ولی فشار عمده این پرداخت نشدن دستمزد و ناعادلانه بودن دستمزد توی یه آمار دیگه خودشون نشون میده، اونجایی که یک جدولی وجود داره برای کشورهایی که در واقع حداقل مزد درشون اجرا میشه و ایران جزو 3-4 کشور پایین جدوله. حالا با قیمت دلار یکم جاها عوض میشه ولی ایران جزو اون پایین ترین هاست. نه مثلا این نشون میده که حداقل بغل کدوم کشور هست ایران؟ ونزوئلا و کشورهایی که در واقع تحت تحریم و فشار و اینا قرار دارن یعنی الان قیمت کار و تو ایران از قیمت کار تو افغانستان ارزون تره مثلا؟ افغانستان هم جزء اون پایین هاست، ولی فکر میکنم طبق اون جدولی که من دیدم و فکر میکنم یه روزنامه یه حالا راستگران بود اسمشو بهتر نگم منتشر کرده بود، بله ظاهرا ما در واقع پایین تر از اوکی، بس شما دو چیز گفتید، حالا یکی اینکه اگه مثلا ما یه یخچال درست کنیم توی این یخچال تو ترکیه اگه درست شه 15% قیمت تموم شده سهم کارگر، سهم مجموعه کارگر، یعنی کارگر تراشکار و جوشکار و رنگکار و به شکلی اون راننده ای که میاره و اون طراح گرافیستی که تبلیغش رو درست میکنه، مجموعه کارگرانی که اینجا استفاده شدن، منظور ما از کارگر حسابداری که هست، و 75 درصد 85 درصد همین سهم نیروی کار آن نیروی کار، 85 درصد صاحب سهم صاحب کارخونه و بانک هایی که سرمایه گذاری کردن و بورس و این است. تو ایران 95 درصد سهم کارفرماست، 5 درصد از این قیمت تموم شده سهم کارگر، مجموعه نیروی کاره، درسته؟ بله. این براتون بگم که جالبه چجوری این آمار از مجموع دولتی در اومد، برای من عجیبه. 8 سال پیش در واقع اون زمان شروع روی کار اومدن دولت آقای روحانی، آقای ربی وزیر کار بودن، یه معاون روابط کار داشتن به اسم آقای 17 تن فکر میکنم، که بعد از یه مدتی هم ایشون برکنار شدن. بله بله بعد از یه مدتی هم ایشون برکنار شدن و حالا تو اون مدت کمی که بودن این آمار رو منتشر کردن، اعلام کردن و بلافاصله شاید بگم یک روز بعد از انتشار این خبر توی سایت وزارت کار این خبر حذف شد و الان شما بگردید اینو پیدا نمی‌کنید، ولی چون این اون موقع خیلی من کارم بود. نکته جالبیه. حالا میگم بحثای کارگری تو ایران انقدر میگم ایدئولوژی جناح‌های راستگرا تو ایران قوی بوده، راستگراها مثل اصلاح طلبا، راستگراها مثل کارگزاران، راستگراها مثل اصولگرایان، راستگراها مثل احمدی نژادی ها، راستگراها مثل همه جناح‌های موجود، راستگراها مثل اپوزیسیون خارج کشور، راستگراها مثل همه، انقدر این نگاه راستگرای اقتصادی سنگین بوده که تو این لایو امشب 100 تا اینجا 183 نفره، کافی بود که تیترمون بود ظریف چه میگوید، بالای 1000 تا میشدیم. خب یعنی مردم هم حتی متوجه نیستن که اینه که معیشت آخر ماهشون رو و حقوق خودشون رو و آینده بچهشون تعیین میکنه، نه اون لایو درباره ظریف میآید یا لاریجانی میآید، چون هیچ فرقی برای یه دهک 1 تا 7 نخواهد کرد که ظریف بیاد یا لاریجانی بیاد. حالا بر شما میگم که بله. از هر کسی توی خیابون بپرسید که قیمت کار تو ایران زیاده نه، همه میگن که کارگر ایرانی خیلی گرونه. علت این که تو ویتنام رشد کردن چون کارشون ارزونتره، تو هند همینطور، کارگر ایرانی خیلی گرونه. یعنی یه ایدولوژی کاذب، دروغین و شیادانه ای که در 30 سال گذشته جناح رفسنجانی به ویژه و بقیه جناح حاکم به مغز ایرانیان، این بچه 20 ساله دانشگاه سعد شریف که المپیاد ریاضی بوده، بچه باهوشی رو ازش بپرسید، به شما عین نوار، عین ربات، عین توتی همین مزخرف رو تحویل میده. یعنی ایدئولوژی کارکردش هم اینه دیگه، ایدئولوژی کارکردش اینه که باهوش ترین افراد رو به ابله ترین افراد تبدیل میکنه، با باور عامی که هیچ کس نیومده سرچ کنه که این درسته. نه من مطمئنم 90 درصد مردم تو ایران فکر میکنن قیمت کارگر ایرانی گرونه، در حالی که شما دارید میگید ایران جزو 6 تا تو سری خورترین و بدبخت ترین کشورها از نظر ارزان بودن قیمت کاره. جالب حالا به شما بگم بعد این بحث بعدی، سال 1383 از ILO یعنی سازمان جهانی کار آدم فرستادن ایران که بیان موانع تولید رو در ایران بررسی کنن و ببینن که مشکل چیه. این بخشی از چیزی بود که نظام جهانی به ایران تحمیل میکنه، به همه کشورهای پیرامونی تحمیل میکنه برای اینکه بتونن عضو WTO بشن، یعنی World Trade Organization یا سازمان تجارت جهانی بشن. اومدن ایران و اونا هم همین رفتن نشستن با 4 تا از این اقتصاددانای چه میدونم رسمی نزدیک به اصلاح طلبا اون موقع حرف زدن، اون موقع دولت خاتمی بود، اومدن زود گفتن بله قیمت کار خیلی گرونه اولش بودش. بعد 3-4 ماهی این متخصصانشون موندن تو ایران و بررسی کردن، به 16 مورد رسیدن از دلایل
عقب افتادگی اقتصاد ایران و توسعه نیافتگی ایران و موانع توسعه اقتصادی در ایران، حالا به شکل توسعه نئولیبرالی یا نه توسعه، حالا به شکلی توسعه پایداری که ما میخوایم، ولی توسعه نئولیبرالی 16 تا چیز بود: دزدی آقازاده ها، عدم شفافیت قوانین، دست و پاگیر بودن چه میدونم فلان، تعدد مراکز تصمیم گیری، دخالت نهادهای غیر حکومتی در مناقصه ها و مزایده ها و و و و 16 امیش قیمت کار بود. یعنی 15 تا مورد دیگه بود که حکومت و سرمایه‌دارای ایرانی میتونستن حل کنن، حل نکردن، ولی زورشون به اون 16 امی رسید. فقیرترین، مظلومترین، بدبختترین، تو سری خوردترین بخش این زنجیره اشتباهات و مشکلات قیمت کار بود. فقط اون رو تونستن بشنونن. یعنی اگر کافی بود که قوانینشون رو این مجالسی که اومدن و رفتن یه مقدار بهتر میکردن، قوه قضاییه جلوی چه میدونم فساد ضد تولید رو میگرفت، جلوی قاچاق رو میگرفتن، مثلا قاچاق، وقتی شما داری قاچاق میکنی ال جی رو، معلومه ارج نمیتونه باش رقابت کنه، مجبور کارخونه رو ببندی. هیچ شما از اینا رو ارزششون ندونستن، نداشتن جلوشو بگیرن. اما آخری از 15 درصد همینجوری کم و کمتر شد، شد به 5 درصد و ادامه پیدا کنه میشه 1 درصد احتمالاً. ضعیف بله، این مسئله که داره دقیقا پیش رابطه کلیت جناهای حاکم با این 20 میلیون کارگر در یک کلمه خلاصه میشه: ضعیف کشی. حالا شما ادامه بدین. خب پس این قیمت کار بودش. بخش دوم چی بوده؟ بله، یک، حالا من این دستمزد رو تموم کنم. ببینید، این دستمزد الان داریم راجع به یه شکاف دستمزدی صحبت میکنیم که حالا هر چقدر کارگران میدوندش نمیرسن. شکاف دستمزد یعنی چی؟ یعنی فاصله دستمزد و تورم. این شکاف از زمان جنگ به وجود اومد واقعیتش، یعنی از زمان دولت آقای میرحسینی موسوی اون 8 سال، به مدت 5 سال از این مدت دستمزد ثابت موند با وجود تورم واقعا کمرشکن جنگ، ولی حداقل دستمزد افزایش پیدا نمیکرد. یه شکاف خیلی جدی به وجود اومد. ولی جالبه براتون بگم که من با کارگرای اون زمان که صحبت میکنم، کارگرای مختلف، دیروز داشتم با یکی از کارگرای صنایع چوبی ایران صحبت میکردم، از کار در واقع نماینده های کارگری دهه 60 شون، اونا هم میگفتن که بله خب دستمزد کم بود، ولی دولت انقدر حمایت میکرد، نقش مسئول در واقع چیزو داشت، جامعه رو داشت که قرار منابع رو به صورت عادلانه تقسیم بکنه. یه بخشی از عدالتی که کارگرها در واقع تجربه کردن تو دهه 60 این بود که به بهانه های مختلف، حالا به دلیل اینکه دستمزد افزایش پیدا نمیکرد، بنها و در واقع پرداخت های غیر نقدی به کارگرها انجام میشد، طوری که در واقع کارگر نگران پروتئینش نباشه، کم بوده پروتئین و نمیدونم مسائل ابتدایی زندگیش نباشه. خب بیمه ها هم که کارشون رو میکردن، بنابراین کارگر اون حقوقی که میگرفت، حالا باید خرج چه میدونم اجاره خونه و مسائل اینجوری میشد، ولی این در واقع وضعیت رسید به پایان جنگ زمانی که کارگرا با دولت جنگ توافق کرده بودن که بعد از این پایان جنگ در این شکاف دستمزدی، فاصله که افتاده به خاطر اون تثبیت دستمزد، جبران بشه. ولی خب دولت عوض شد و ظاهرا حاکمیت یک مسیر جدیدی رو پیش گرفت که طبیعتاً خودش رو ملزم نمیدونست که به تعهدات قبلی عمل بکنه، و این باعث شد که نه تنها اون شکاف دوران جنگ جبران نشه، که هر سال و تو هر دولت به این شکاف تا یه حدودی افزایش پیدا بکنه و برسیم به وضعیت امروز. خب حالا داشتم میگفتم که این یکی از مشکلاته. حالا اگر شما صحبتی دارید بگید که من برم سراغ مشکل دوم. نه، من چون میخوام آیه رحمانی هم بیارم بالا. خب پس مشکل اول دستمزده، و این دستمزد ما حدود اسفند هر سال باش روبرو میشیم، درسته؟ یعنی اسفند هر بعده. سال ما این موضوع میبینیم که آقا قیمت چقدر میخواد بره بالا، 5% 10% بره بالا. خب و حالا بحث اینه که میگن در دوره روحانی بخشی از این شکاف دستمزدی پر شد. قبول دارین شما این حرف ربیعی رو؟ ببینید، بله، رو تو عدد رقم ابدا نمیشه گفت پر شد، این که دروغگویی واضحه، ولی تلاش شد که عدد افزایش دستمزد در این 8 سال متناسب با عدد افزایش تورم باشه. ولی خب ما میدونیم عملا کارگرها تو این 8 سال فقیرتر شدن، اگر قرار بود وضعیت ثابت بمونه این اتفاق نمیافتاد. اینم دلیلش اینه که در واقع معیشت کارگرها هم تو که عرض کردم در واقع گره خورده با فاکتور دیگه‌ای هم میتونه باشه غیر از این افزایش رقمی حداقل دستمزد.
خب حالا یه بحث مهم اگه دیگه، میشه شما در دو سه در 5 دقیقه میتونیم جمع کنیم بحث رو که من بقیه‌رم بیارم بالا. خب این پرسش اول این که آیه اسماعیل محمد ولی خب اب نداره به خاطر اینترنت، گفتم شما میتونید توی حدود 3-4 دقیقه کل بحث رو جمع کنید که من مهمونه دیگر بیارم بالا و بعد بینشون شما این بحث رو ادامه بدید. بفرمایید. بله حتما. ببینید من داشتم میگفتم که سه مشکل عمده کارگری امروز وجود داره که و تغییر کرد نظام جمهوری اسلامی در مورد مسائل اقتصادی به طور خاص. در زمان دهه 60 کارگر دستمزد به هر حال میگرفتن، پرداختهای غیر نقدی هم بود، امنیت شغلی داشتن به طور مشخص. یعنی چی؟ یعنی همه کارگرها قرارداد دائمی داشتن. حتی در پایان این دهه وقتی قانون تصویب شد برای چند سالی همه کارگر دائمی تلقی می شدن، ولی از حدودا سال 72 ناگهان آقای در واقع بر اساس یه تفسیری که انجام شده از قانون این مجوز به کارفرماها داده شد که برای انجام کارهای مستمر هم از کارگران موقت استفاده بکنن، و خود همین باعث شد که از اون روز از 100% کارگرها که دائمی بودن رسیدیم به در واقع سال 1400 که 96% از کارگران موقتن. و خب ضربه خیلی بزرگ دیگه که بعد از این موقتی سازی به امنیت شغل کارگر رو خورد بحث پیمانکاری بود. اینم در واقع زیر همون دومین دلیله، اینه که در واقع عملا رابطه کارگرها با رابطه کارفرماشون قطع شد و تبدیل شدن به کارگر دست چندم شرکت هایی که اسمشون ممکن متفاوت باشه. و مشکل سوم، اجازه بدید تمومش کنم، مشکل سوم هم بحث تشکل های کارگریه که در واقع میشه گفت که این نبود تشکل های کارگری بستری شده برای به وجود اومدن اون دو مشکل دیگه، یعنی دستمزد و امنیت شغلی. اینکه کارگرها عملا به دلیل نبود امنیت شغلی توان دفاع از خودشون و ساختن تشکل رو ندارن، و همین کارگرها طبیعتا در مذاکرات دستمزد به هر جایی که لازم از حقوق خودشون بتونن دفاع بکنن و صدای از طبقات پایینتر به طبقات بالاتر برسونن عملا ناکارآمدن و نمیتونن وظیفه نمایندگیشون رو انجام بدن. خب پس سه موضوع، یکی این که دستمزد داره هی هر سال که میگذره فاصله بین تورم و افزایش دستمزد با هم دیگه همخوان نیستش، برای همین قدرت خرید کارگران داره کمتر میشه. عملا دستمزد کارگر اول انقلاب چقدر چند دلار بوده الان چند دلاره؟ شما آمار دارین در مورد این؟ نه خیر آماری ندارم. به من چیز انقلاب احتمال چون گمانم مثلا چم قدرت خرید کارگران، یعنی قدرت خرید به شکلی اون بیسلاین یا خط زیرین فکر کنم 1/3 شده در این چند، در این 42 سال کمتر شده. یه نکته دیگه هم بگم، حداقل دستمزد بسیار مهمه چون بر اساس حداقل دستمزده که دستمزدهای دیگه تعیین میشه. یعنی شما اگه استاد دانشگاه باشی دستمزد شما و افزایش دستمزد شما درصدی خواهد بود از افزایش دستمزد حداقلی کارگران و حداقل بگیران. اگر شما مدیر حقوق بگیر شرکت هم باشی دستمزد همونقدر آخر سال اضافه میشه. برای همین بحث حداقل دستمزد بحثی که همه 80 میلیون ایرانی رو باید قاعدتا تحت تاثیر قرار بده، درسته؟ بله قطعا، چون دستمزد در واقع خیلی پیوسته است تو بازار کار. مهم نیست که شما کجای بازار کار قرار داشته باشید، مبنای حقوق شما اون حداقل دستمزدیه که پرداخت میشه. ممکنه شما قیمتتون مثلا بر اساس چانه‌زنی اجتماعیتون 10 برابر حداقل دستمزد باشه، ولی اون 10 برابر هم تابع اون رقم حداقل. خب بحث دوم این که شما میگید که مقدار زیادی از نیروی کار تو ایران قراردادی شدن، موقت شدن. یعنی مثلا معلمام الان معلمامون بیشترشون موقتن تا اینکه قرارداد دائم باشه، درسته؟ بعد معلمام هم دقیقاً به همین شکل مثل باقی کارگر، پرستارا هم اینطور، بله همه کارگر. و این موقتی ها از طریق پیمانکاری استخدام میشن؟ نه لزومن. ببینید عرض کردم دو ضربه مهمی بود که امنیت شغلی کارگر رو خورد. یکی از بابت تبدیل قرارداد دائمی به موقت بود با تفسیری که انجام دادن و اینو جا انداختن. در این صورت کارگر همچنان درست موقته ولی با کارفرمای خودش قرارداد داشت، ولی دوباره در یک مرحله دیگه برای کم کردن امنیت شغلی کارگر و باز کردن دست کارفرما
یه شرکت های واسطه ای رو اختراع کردن که اینها بیان در واقع بین کارگر و کارفرما قرار بگیرن و در واقع همه مسئولیت های حقوقی که کارفرما باید انجام بده و از پسش بر بیاد و در واقع انداختن گردن یه شرکت پیمانکاری که عملا تضمینی برای انجام تعهدش نداشت نداره در واقع. حالا پس این هم دومین شد که موقتی سازی و پیمانکاری که ذیلشه. سومیش چیه؟ سومیش نبود تشکل‌ها، درسته؟ دقیقاً بله، مشکل مشکل تشکل‌ها نبود چیه؟ تشکل‌ها که من ببینید، من مشکل تشکل‌ها یه مشکل ساختاری در قانون کار وجود داره در طراحی این تشکل‌های کارگری. یه توضیح بدم که فصل ششم قانون کار در مورد تشکل‌های کارگریه که سه تا تشکل رو به رسمیت شناخته: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگی مستقیم کارگر. نهاد غالب، یعنی نهادی که بیشتر تو کارگاه‌ها فعال و الان میشه گفتش نهاد کارگری، شورای اسلامی کاره، به خاطر در واقع وسعت عمل کردی که قانون بهش داده. طبیعتا کارگر راغب ترن که تو شورا کار بکنن، ولی همین شورا به لحاظ ساختاری و چیزی که قانون براش در نظر گرفته، اولا اساسنامه های تیپیه که وزارت کار در واقع میذاره و نباید امضا کنه، این یکی. دوم این که در روند انتخابات نماینده کارفرما میتونه بیاد در واقع عضو شورا بشه، یعنی کارگرا نماینده خودشون انتخاب میکنن، مدیریت هم یه نماینده میفرسته. ولی این موضوع اینجا تموم نمیشه، در مراحل بعدی یه وقتی میبینیم نماینده کارفرماه چون عضو شورای اسلامی کاره اومده شده تو رده های بالای در واقع کشوری و استانی و شهری نمایندگی کارگر رو داره میکنه. ای مثلا اینکه چرا؟ مثلا به خاطر باجم اینکه جایی هم در حقوق، مثلا حقوق چه میدونم انجمن حقوق زنان را بندازیم، بعد مثلا یه دونه آقای گردن کلفت هم بیاد اونجا بگه آقای ما نماینده معروف مونه، بعد این بشه نه رئیس فقط انجمن یه حقوق آقای زنان. گردن کلفت ضد زن بیاد اونجا اوکی مثلا حرف این هم بشنوید، خب یاد آدم گردن کلفت ضد زن بیاد و این بشه نماینده زنان در رده های بالای چیز. ما اینو بالا. داشتیم تا رده های استانی و میگن کشوری داشتیم، حالا اسم نمیاد. خب بذاریم، حالا من اگه اجازه بدیم من یکی دیگه از مهمونا رو بیارم بالا تا اینکه بحث رو حالا با هم دیگه ادامه بدیم. خب ولی یکیشون آقای سباقی، من میخوام آقای رحمانی رو بیارم بالا. آقای رحمانی اگه هستن، آقای رحمانی رو من اگر بتونم بیارم بالا، پیداشون کردم. بله بله خب نه 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 آقای آقای رحمانی هستین شما در لایو و برای شما آقای سباقی میخوام بیارم بالا. رحمانی خب حالا من تا ایشون رو پیدا کنم یه سوالی از شما میکنم. شما یه مقاله از اون خوندم، خیلی امیدوار نبودین که بشه این توقعات رو از رئیس جمهور بعدی داشت. چرا؟ توضیح بدین که چرا این مطالبات، سه تا مطالبه اصلی که میتونه وضع رو بهتر کنه، دستمزد رو بیاریم بالا، قرارداد موقتا رو دائمی کنیم بخشش رو، خب، و سوم این که اجازه تشکل بدین. حالا سر تشکل من می‌خواستم بپرسم از شما، موضوع تشکل موضوع امنیتی قدیم بین جمهوری اسلامی و به شکلی طبقه کارگر. به علتش هم نظر من برمیگرده به بحث اول انقلاب، چون کارگران چپا قوی بودن، چریکا قوی بودن، مجاهدین خلق قوی بودن و اسلامگرها، حالا الان ما تاریخ فراموش کردیم، یکی از این گروه های بودن که در انقلاب پیروزی رسیدن و سر اینکه کدومشون میتونن طبقه کارگر بیشتر بسیج عمومی کنن دعوا بود و اونجا من قابل فهم برام که با اعتصاب و مسائل کارگری نظام در کلیتش خیلی روادارانه و مهربانانه نبود، ولی الان که اون چپا نیستن. اما نگاه به تشکل های کارگری هنوز به شدت امنیت زده است، درسته؟ بله کاملا. یعنی واقعا این بحث خب نیست که با رئیس جمهور عوض شه، بحثی که باید واقعا در کلیت نظام یک بازنگری درباره بحث تشکل انجام شه، درسته؟ بله حتما همینطوره، یعنی باید نگاه تغییر بکنه. ولی بیایید فرض کنیم یه رئیس جمهوری بود که گفت که آقا من تضمین میکنم که شما تشکل کارگری داشته باشید. رئیس جمهور مگه قانون گذاره؟ ما وقتی قانون مشکل داره برای تضمین امنیت شغل کارگری که بتونه بیاد تو تشکل فعالیت کنه و اخراج نشه، خب وقتی قانونی همچین مشکلی رو داره، برفرض که در واقع یک رئیس جمهوری پیدا شد خیلی در واقع آدم حسابی بود و اومد گفت من امنیت شغلی شما رو تضمین، ما برای چی باید باور کنیم؟ به همین دلیل. حالا در مورد اون
دو مشکل دیگه، مشکل دستمزد و مشکل تشکل‌ها و امنیت شغلی، این سه مشکل من فکر میکنم که خیلی به هم تنیدن. اینجوری نیست که بشه یکی رو زودتر از اون یکی در اولویت قرار داد و برجسته کرد، و بهتره این سه تا کنار هم قرار بگیرن. و من فکر نمیکنم به این دلیل که عرض کردم خدمتتون، اینی که ما به این سه مشکل لاینحل برخوردیم به دلیل تغییر رویکرد نظام بعد از در واقع جنگ بوده. ما نمیتونیم با یه رئیس جمهور همه اون رویکرد رو تغییر بدیم. توی این تغییر رویکرد قوه قضاییه، مجلس و دولت کنار هم کار کردن برای رسیدن به افتضاح فعلی. بنابراین اینطور نیست که ما بگیم که یک رئیس جمهور میاد و قادره که واقعا اوضاع رو تغییر بده. بیایید ببینید، فکر کنید همین امروز رئیس جمهور بگه که آقا من از اختیارات خودم در قانون کار استفاده میکنم و دستمزد کارگرا رو 5 برابر میکنم. خب از کجا معلوم که کارفرماها از فردا شروع نکنن اخراج فردی کارگرا برای تحت فشار قرار دادن دولت؟ از کجا معلوم قوه قضاییه از کارفرما حمایت نکنه بگه بله حق با ایناست، دستمزد زیاد شده؟ میدونید اینه که من میگم که یک رئیس دولت به تنهایی قادر نیست که این سه مشکل رو با هم حل کنه. پس اگر نظام تصمیم گرفته باشه این مشکل رو حل کنه، باید با من قبلش اعلام بکنه که این کاندیدای مورد نظر من اومده با این ماموریت. ولی من تا الان بین کاندیداها ندیدم کسی خودش رو همچین مدعی همچین موضوعی بدونه. بسیار خوب. اولا که سلام عرض می‌کنم خدمت محسن سباقی از بچه‌های سلام عرض ادب خدمت شما و آقا اسماعیل عزیز، خیلی ارادت دارم زنده باشید. شبتون بخیر. فقط من قبلش بگم آقای ابوالقاسم رحمانی رو من سعی کردم اضافه کنم و اینستاگرام گفتش که باید آپدیت کنن اپشون رو، اگر لطف کنن و اپلیکیشنشون رو آپدیت کنن من میتونم ایشون رو هم در 3-4 دقیقه آینده بیارم بالا و بحث رو 4 نفر ادامه بدیم. آقای سباقی بفرمایید، شما صحبت های محمد ولی رو گوش کردین؟ بله، صحبت های آقا اسماعیل عزیز رو گوش کردم، بسیار کامل بود و نکات مهمی، واقعا حاوی نکات مهمیه. این مسئله ای که در واقع مسائلی که فرمودن، هم برای در واقع تشکل های کارگری، هم بحث افزایش حقوق، و مهمتر از بقیه بحث قراردادها که به نظر خودم واقعا یکی از مهمترین بخش های مسائل و مشکلات کارگری هستش. این میبینیم این چندین ساله یک مسئله ای که به شدت در واقع فشار آورده به جامعه کارگری، مسئله نبود امنیت شغلیه. یعنی الان کارگر توی جامعه امنیت شغلی نداره. کارگری که قراردادش قبلا 1 ساله بوده، حالا بحث دائمی، تبدیل دائمی به موقت که آیه آسمان توضیح دادن خیلی هم خوب بود، یعنی چندین دهه است که در واقع نزدیک به 20 اندی ساله که این کارگرها از در واقع حالت دائمی تبدیل شدن به حالت موقت. منتها الان چند سال میبینید از حالت موقت 1 ساله رسیده به 6 ماهه، و الان داریم می‌شنویم که کارگرها قراردادهای 3 ماهه دارن می‌بندن با کارگر. یعنی عملا کارگر هیچ گونه امنیت شغلی نداره، نمیدونه چه اتفاقی میخواد بیفته، نمیدونه برای آیندهش، برای زندگی، و این توی همه چی اثر داره، توی ازدواج اثر داره، توی سبک زندگی اثر داره، توی همه چی موثره. اینکه کارگر هیچ امنیت شغلی عملا نداره، همین اتفاق داره توی بخشای دیگه از در واقع جامعه هم میفته، توی بحث قراردادهای مسکن هم همین اتفاق داره میفته، و این واقعا یه فاجعه رخ میده. الان داریم شاهدیم کارگر داره قرارداد 3 ماهه میبنده، این خیلی. و این یه بحث کارگریه، یه بحث هم بحث امنیت شغلی منباب اینه که خود کارگر حتی اگر قرارداد هم داشته باشه، شرکت ها با این سبک از واگذاری ها توی چند دهه، امنیت شغلی از این دید، از این منظر نمیدونه برای شرکت چه اتفاقی میخواد بیفته. یعنی با میبینیم با یک مدیر، با یک واگذاری های غلط، یک سری مدیریت های غلط و افرادی که اهلیت نداشتن اومدن شرکت ها رو به مدیریت شرکت ها رو به عهده گرفتن و عملا تولید رو به نابودی رسوندن. توی همه، توی اکثر قسمت هایی که داریم میبینیم، ما بحث های صنعتی، بخش های کشاورزی، میبینی که خیلی از این کارخونجاتی که الان رو به تعطیلی هن، رو به ورشکستگی هن، و بحث امنیت شغلی از این باب هم قابل بررسیه که علاوه بر اینکه کارگر به لحاظ قراردادی مشکل داره، به لحاظی که نمیدونه آینده اون شرکت، اون کارخونه، اون مجموعه در واقع چه اتفاقی براش میفته، این هم باید مورد بررسی و واکاوی قرار بگیره. خدمتتون هست. بسیار خوب. من بخوام اینو خلاصه کنم، به این معنیه، به معنی که از منظر امنیتی داشتن اتحادیه، تشکل، شورای کار، سندیکا، اینا خب هزینه داره، چون ممکنه بیان تو خیابون شعار بدن، درسته؟
راحت ترین کار چیه؟ راحت ترین کار این که نداشته باشیم، خفشون کنیم، نداشته باشیم. چند تا اتفاق میفته اینجا. یکی این که خب این کارگرها خب بالاخره نمیخورن، بعضی مدت هم کلیه میفروشن، بعضی مدت هم چم از گشنگی هم پیگالا سوء تغذیه هم میگن چیکار کنن، یه جایی بخیر منفجر میشن دیگه. این انفجار میشه آبان 98، یکیش یکیش میشه دی 96، یکی دیگهش میشه چه میدونم اتفاقای خیلی بدتری که این ور اونور داره میفته. و واقعا اونایی که به اسم امنیت اومدن، راههایی که میشه اعتراض آرومتره و به تدریج و آهسته تر و دائم رو بستن، باعث انفجارهای یک دفعه میشن. یکیش اینه. دومش اینه که این کارگر دشمن نظام نیستش. این کارگر اگه بهش گوش کرده بودین، بحث فساد عظیم تو خصوصی سازی هفت تپه رو 8 سال پیش رو میکرد. بحث این که توی فلانجا باز خصوصی سازی شده ولی خوردن چپاول کردن زودتر رو میکرد. کدومش خطرناکتره برای نظام اسلامی؟ کارفرمایی که اومده کارخونه 10,000 میلیارد تومانی رو به 200 میلیارد خریده، پولش هم نداده، بعد کارخونه رو تعطیل کرده، ماشین‌هاش هم فروخته، 10,000 نفر رو هم رو دست نظام گذاشته و بی بی سی که بره شب بشه از تظاهرات اعتصابشون خبر پخش کنه، اونا خطرناک‌ترن یا کارگری که 8 سال پیش گفته آقا اینجا داره فساد انجام میشه؟ یه منظورم این که اصلا به نظر من، ما میگم برای یه تغییر ماهوی 180 درجه لازم داریم ما در نظام. به نظر من شما همین الان یه مثالی که آیه اسماعیل محمد ولی توی که مقالهشون نوشته بود جالبه، بحث هفت تپه بود. این صدا و سیما همین الان بره از یک اعتراضی فیلم برداری کنه، میره با مدیریت صحبت میکنه، میره با مدیر کارخونه مصاحبه میکنه. آیه محمد ولی قصه هفت تپه رو شما بگو. آره، این داستانی که شما تعریف میکنید به سال 96 که یه گروه در واقع روزنامه‌نگاری از تهران رفته بودن برای اولین بار به هفت تپه از روزنامه اعتماد و کارگر خودشون هم دوربینا رو روشن کرده بودن و پوشش خبری رو خودشون شروع کرده بودن. حالا چند روز بعد نماینده‌های صدا و سیما از بخش خبری 23 میرن هفت تپه برای اینکه در واقع خبر رو پوشش بدن و اعتراضات کارگری و وظیفه‌شون رو انجام بدن و با این شعارا. اما اتفاقی که میفته اینه که اونا به محض ورود اصلا نمیرن طرف تجمع کارگرها و میرن به سمت اتاق مدیریت. اونجا یه چند ساعتی بودن، کارگرها این طرف داشتن گلوشون رو پاره میکردن. بعد از چند ساعت همراه با امید اسدبگی، روز آخر اعتراض آذر 98، میان بیرون خبرنگارا و به محض اینکه آقای اسدبگی میخواد شروع کنه سخنرانی، دوربینا روشن میشه که خب کارگرها هم عصبانی میشن و همه رو بیرون میکنن و اجازه تصویربرداری نمیدن. آره، این تازه یکی از اقدامات در مثبت خودشون میخواستن اقدام مثبت انجام بدن، ولی به خاطر اینکه در واقع آموزش‌های اولیه و ابتدایی ندیده بودن، ذاتشون در واقع اینجوریه که این کارا رو اینجوری پیش ببرن، به اینجا رسید. سلوسمه یه جایی کار مخرب میکنه، مثلا میاد طراحی سوخته رو میسازه که مثلا قبل از اینکه دادگاه حکم بده میاد پرونده رو در واقع حکمش رو صادر میکنه از تلویزیون و باعث رادیکال شدن و در واقع در موضع دفاع قرار گرفتن آدمایی میشه که خب اینا فعال سنفی بودن، داشتن تو همین جامعه هم کار میکردن، کار خلاف عرفی هم نکرده بودن اولا. حالا میگم میخوره بالا بحث، اگه شما دوست داشتین ادامه بدین. بحث اینه که اصل قضیه به نظر من جنس برخورد به موضوعات کارگری و میگم کارگری، بازم میگم اعتصاب معلم ها همینه، هم اعتصاب پرستارا همینه، اعتصاب دکترهای حقوق بگیر همینه، مجموعه رو داریم میگم، اساتید دانشگاه بیان همینه، ولی جنس نگاه کلیت نظام به این قضیه متأثر از دهه 60 شمسی به دهه 50 و دوره چپ و ایناس و فکر میکنن که اینا قراره که حالا انقلاب سوسیالیستی کنن. از یه بخشش هم مهمه به نظر من. فکر میکنم خودشونو به نفهمی میزنن. ببخشید آقای علیزاده، من فکر میکنم کار دست کارمنداست واقعیتش. برای اینکه پیچیدگی رو کم بکنن و راحت‌تر بتونن بفهمن، هر در من تجربه شخصی رو میگم، هر نهاد کارگری که عملاً زیر دستشون نباشه، تابعشون نباشه، تابع اوامرشون نباشه، سریع اولی انگی که بهش میزنن انگای اتهامات سیاسی و امنیتیه، برای اینکه کار رو بر خودشون ساده بکنن. در صورتی که در یکم اگر نگاه بلند مدت داشتن، من این نگرانی رو میفهمم که در واقع وقتی بستری برای تشکلیابی کارگرها نباشه، کارگرها فقط در وقتی میتونن تشکل داشته باشن که اعتراضشون به بالاترین حد رسیده باشه، مثلا مثل هفت تپه که کارگرها بین اون زمانی که در واقع تشکلشون شکل گرفت، مجمع نمایندگان، بین 4 تا 7 ماه دستمزد نگرفته بودن. کارگرها در بالاترین حد از اعتراض بودن و اون نتیجه اون خشم تبدیل شد به یک مجمعی که بله خیلی مجمع تندروی بود و در واقع داشت اون سرخوردگی کارگرها رو در واقع نمایندگی میکرد و طبیعتا باید
خیلی مجمع جسور و خیلی طبیعتا چیزی باشه. در واقع اتفاقی که در مجموع برای مجمع نمایندگان افتاد این بود که اینا تحمل نکردن این قدرت رو که کارگرها بیان در واقع در مقابل بدون اینکه یک قدم پا پس و پیش بذارن، بدون اینکه برخلاف انتظارات اونها شعارهای علیه اصل نظام و مسائل اینجوری بدن، صرفا در عرض چند سال اومدن مطالباتشون رو صنفی پیگیری کردن تا یهو ناگهان رسیدیم به روز 27 آبان اگر اشتباه نکنم سال 97، اون اتفاقی که سر اون خانم قولیان و اسماعیل بخشی افتاد و فقط یه اتفاق حاشیه‌ای بود که میتونه صرفا نادیده گرفته بشه یا بعداً بهش رسیدگی بشه، ولی همینو بهونه کردن برای اینکه یک نهاد کارگری واقعا بالغ و تاثیرگذار رو که همه کارگران هفت تپه رو نمایندگی می‌کرد از بخش‌های مختلف اونو بکوبن و نابودش کنن که در نهایت متاسفانه موفقم شد. حالا بهش میرسیم. حالا من چند تا موضوع میخوام اینجا باز کنم تا آقای رحمانی هم بپیوند به ما. پس یه موضوع اینه که یه سری مجموعه مطالباتی که اصلا جامعه خیلی باش آگاه نیستش، یعنی مثلا قرارداد موقت است که یه روند جهانی هم هست، حالا تو ایران خیلی بیشتر میشه و به معنی این که شما اصلا نمیدونین فردا که میرین سر کار ممکنه که بگن دیگه نیا، درسته؟ یعنی هیچ گونه به شکلی امنیت شغلی نداری. خب وقتی که امنیت شغلی نداشته باشی جزء قوانین کار محسوب نمیشی، میتونن بگن روزی 12 ساعت کار کن، 15 ساعت کار کن، 20 ساعت کار کن. یه موضوع اینه، وقتی که قرارداد موقت داشته باشی شما دنبال ساخت اتحادیه هم نمیشی، درسته؟ دنبال این که نمیتونی بری دنبال ساختن اتحادیه به خاطر اینکه اخراجت میکنه. شما فکر کن که نماینده ای باشه که میخواد اتحادیه بسازه و قرارداد 3 ماه است، سر 3 ماه قرارداد تمدید نمیکنه، حتی احتیاج نیست که اخراجت کنه، قرارداد تمدید نمیشه و عملا رابطه کاری با اون کارفرما نداری، اخراج. بنابراین توی این شرایط بذارید بازه براتون بگم، توی این شرایط هر نوع اقدامی برای تشکلیابی مستقل، تشکلیابی که واقعا به یه دردی بخوره، یه صدایی رو از پایین به بالا برسونه، هر نوع امکانی در واقع مساوی با امضا کردن حکم اخراج. کارگری که وارد این مسیر میشه مطمئن در واقع سرنوشت اخراج هم اونجوری که مثلا در هفت تپه‌ای که فکر میکردیم که در واقع نگاه ها و نظارت ها به دلیل فسادهایی که سالهای پیش افتاده بیشتره، دیدیم در نهایت برای نماینده های کارگری، حالا چه آقای ایمان اخضری چه آقای محمد خنیفر و آقای اسماعیل بخشی، اتفاقی افتاد اخراج بود و از دست دادن معیشتشون. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مدتاً یه صدای همکارانشون رو سعی کرده بودن برسونن و موفق هم شدن. خب حالا بهش میرسیم. چند تا بردوان پرسش اینه که چرا هیچ حرکتی به اون سمت حل شدنش نمیه؟ الان بالاخره هنوز که هنوزه به شکلی نماینده های کارگری همون آدم های قدیمی، های ربیعی و خانم سویدا جلدارزاده و محجوب، همون آدم هایی که 30 سال بودن، درسته؟ و اغلبشون هم به بدنه اصلاح طلبی و به شکلی بدنه طرفدار رفسنجانی هم نزدیکن. مثلا سوال برام اینه که خب اصولگراها حتی از روی فریبکاری، از روی پاپولیسم، از روی رأی گرفتن چرا سمت کارگرا نمیان؟ چرا سعی نمی‌کنن که بخشی از مطالباتشون رو حداقل بشنون و شروع کنن باشون در گفتگو قرار بگیرن؟ بله، این سوال من اولا سلام می‌کنم خدمت آقای صباقی، خیلی ارادت دارم خدمتتون. فکر کنم ایشون آقای صباقی جواب بدن. بفرمایید. خدمتتون. یه مسئله من قبلش یه پرانتزی باز بکنم در بحث لزوم در واقع بودن تشکل‌های کارگری، اونم این هستش که من اینو چند مرتبه هم گفتم، کارفرما حالا اگر کارفرما خب تعاریف مختلف داره، مطابق به تعریف امروزه که بیشتر باب هست، کارفرمایی که در واقع مالک کارخانه ها هستن، عملا همه ابزاری در اختیار دارن، ابزار قدرت، ابزار رسانه، ابزار فشار، و این تنها کارگره که خودشه و خودش تنها. یعنی نمونهشو شما میبینید توی هفت تپه، جناب آقای اسدبیگی کسی بود که انواع و اقسام رسانه ها از روزنامه و در واقع رسانه های مجازی و تلویزیون صدا و سیما و اینها رو در اختیار داشت، مسئولین استانی خیلی همراهش بودن، مسئولین کشوری از رئیس بانک و رئیس نمیدونم صندوق توسعه گرفته تا استاندار و اینها، یه لشکر مسئول پشتش، رسانه پشتش، پول داره، زور داره، قدرت داره. این میشه یه طرف، کارگر هم میمونه یه طرف تنها. لذا برای اینکه کارگر بتونه مطالبه صداش رو، فریادش رو به جای برسونه، این لزوم این میطلبه که به هر حال یک این تشکل‌های کارگری شکل بگیرن و منسجمتر و متحدتر عمل بکنن که عملاً
ما نمونه کوچیک شو داریم مثال میزنیم توی هفت تپه صورت نمیگیره. چرا؟ چون نمیگذارن. همین نکته که آقا اسماعیل گفت، میبینید که دو تا سه تا کارگری که میان فریاد بزنن برای حقشون، نه برای چیز دیگه. یه وقتی یه کارگر یه چیزی زیادتر از حقش میخواد، یه مطالبه خارج از عرف داره، اون یه بحث دیگه است. ولی کارگری که میاد برای 5 ماه 6 ماه حقوق عقب افتادش فقط فریاد میزنه، میبینید که نتیجهش میشه آقای خنیفر و آقای اخضری که اخراج میشن و تو اوج سختی این زندگی تو این جامعه، میبینید الان 2 سال اینها اخراج هستن و فقط به خاطر اینکه میخواستن صدای کارگران باشن و صدای باقی کارگرا باشن و به عنوان فعال کارگری مطالبه بکنن حق کارگر. لذا می‌بینید اتفاق میفته که اینها اخراج میشن عملاً به خاطر زوری که کارفرما داره، به خاطر قانون کاری که حمایت نمی‌کنه متأسفانه. و این می‌طلبه که به هر حال تشکل‌های کارگری خیلی منسجم‌تر عمل بکنن و برای این مسئله یک چاره‌ای در واقع اندیشیده بشه. شما این سابقه بگین تشکل‌های کارگری منسجم‌تر عمل کنه، آیه اسماعیل محمد ولی میگه قانون اصلا ممکن نیست. شما وقتی قرارداد موقت داری اصلا جرأت شکل‌دهی به تشکل نداری. کدوم تشکل؟ الان شما مثلا یه کارخونه در نظر بگیر، اگه 80% نیروی کارش موقت باشن، یا توی مدرسه ای بگو اگه 70% معلماش قراردادشون 3 ماه 6 ماه باشه، کی جرأت داره اتحادیه تشکیل بده؟ حالا غیر از اینکه نیرو امنیتی. دقیقاً عرضم همین بود دیگه. من قبل از صحبتم دقیقاً عرضم همین بود که به عنوان مشکل اصلی، یعنی اینی که من گفتم اصلی ترین از این سه بخش که محمد علی گفتن، اصلی ترینش بحث قرارداد، به خاطر همینه که شما وقتی قرارداد بلند مدت نداشتید، قرارداد کوتاه مدت در واقع 3 ماه و 6 ماه داشتی، منجر میشه اون دو تا اتفاق دیگه هم در واقع زمین بخوره. یعنی اون بحث هم تشکل ها هم بحث حقوق، یعنی اولین چیز امنیت شغلی شما. مدامی که امنیت شغلی نداشته باشید، عملا این تشکل کارگری شکل نمیگیره و هیچ امنیتی برای خود در واقع تضمین نیست و کارگر میاد با یه اعتراض معمولی یا اخراج یا تعلیق یا حقوق عقب میفته و عملا به قول شما، به قول محمدعلی، اتفاق نمیفته و تشکل کارگری اینجوری شکل نمیگیره. خب حالا سوالی که چه کسی میتونه این مشکل رو حل کنه، یعنی من پیشنهاد خودم اینه، مثلا بچهای عدالت خواه اگه چه میدونم یه قصه فی عکسی بیاد از یه آدم بچه‌ای که توی آشغال داره غذا برمی‌داره، همه هیها توی یا علی فلان را میافتن، یه فضای هیجان زده موقتی و به شدت سطحی. ولی ما که میگیم 20 میلیون نفر از مردم ایران دارن به صورت قرن 19 و رابطه برده‌ای اداره میشن، چون شما اگر قرارداد نداشته باشی، یعنی انسان مدرن نباشی، کارفرما میگم سر کار میری میگه خوشم نمیاد از کار، برو بیرون، پرتت میکنم بیرون، دستت میره زیر پرس، حتی حقوق استفاده از حق استفاده از حقوق بیکاری رو نداری، کارفرما به مسئولیت نداره، میذاره بیرون. کارگر یه شیئه که میگم مثل قرن 19 مثل فیلم چارلی چاپلین، این کشور انقلاب کرده، یعنی تو ایران انقلابش کارگرا انجام دادن. حالا شما شاید خوشتون نیاد، من فکر می‌کنم که از روز اول چه می‌دونم حوزه علمیه قم بوده، اگه کارگرای شرکت نفت شهریور سال 57 نپیوسته بودن با آیت الله خمینی، انقلاب ایران اسماعیلی و پیروز نمی‌شد. این انقلاب رو چم بعد همه بودن، ولی از جمله از مهمترین نیروهاش کارگرا بودن، خب مدیونشونه. غیر از اینکه این مردم این کارگرایی که میگیم همونن که باباشون تو جبهه شهید شده، یکیشون جانباز، یکیشون جنگیده، یکیشون همین بخش بدنن، ما داریم هولشون میدیم به سمت بدترین ها، یعنی داریم هولشون میدیم به سمت سعودی، به سمت اینترنشنال، به سمت من و تو، به سمت بی بی سی و غیره. این داریم کار عجیب میکنیم ما با نشنیدن اینها. سوال من که چه کسی میتونه واسطه شه صدای این کارگرا به حاکمیتی که گوششو گرفته در مورد مسائل کارگری برسه. مثلا سال 77 ما دیدیم که بخشی از این نماینده مجلس بلند شدن، حالا من نمیدونم پاپولیستی بود کارشون، نمایش بود، شعاف بود، هرچی بود، نه بود باید بلند شد، نه بود. هفت تپه کیا رفتن؟ خزریان و احمد نادری و موسوی، اون نفر سبیه آیت نموسوی، موسوی بلند شدن رفتن اونجا. من به محمود صادقی گفتم، گفت ما هم خیلی با هفت تپه یا نشستیم و حرف زدیم، نمیدونم واقعیت یا نه، گفت ما فقط شعاف نکردیم. حالا سوال این که آقا چجوری میشه با شعاف بی شعاف کاری کرد که اصلا نمایندهای مجلس شروع کردن به شنیدن بحث قرارداد سفید. قرارداد سفید از قرارداد موقت هم بدتره. خب اصلا اینکه آقا شام چند یه آماری بیاد، تعداد قرارداد سفید مشخص شه، تعداد قراردادهای موقت مشخص شه و غیره. چه کسی میتونه این میانجی سیاسی باشه که این صداشو نمیخوام بحث تکراری کنیم آقا، چون بحث
یه گرهی هستش تو ایران، یه گرهی تو نظام جمهوری اسلامی هستش که اگه واقعا یه روزی بپذیره که حجابم تو ایران از بین بره، زنا ورزشگاه برن، چه میدونم با آمریکا هم بره، بره موشکی هم با آمریکا بده، حاضر بده، ولی سر قضیه کارگرا حاضر نیست کوتا بیاد. یعنی من به نظرم گره چقدر جدیه که نظام حاضره که استحاله کامل تو سیاست بین الملل انجام بده، یه حکومت غربگرا و نوکر آمریکا بشه، اما حق کارگرا رو نده. نمیدونم قضیه چیه، ولی به نظر میاد که حاضر نیستش که مثلا کارگرای ایران تشکل داشته باشن، تشکلی که قبل انقلاب بوده، باهاش انقلاب شده و بعد انقلاب هم بوده. از کی رفت این قضیه اینقدر بد شده؟ انگار مثلا انجمن مثلا زاله ضد اسلامیه. این قضیه چیه؟ این چه و چجوری میشه این قضیه رو حل کرد به نظر شما؟ من یه نکته کوتاهی میگم باقیش به نظرم آقای محمدعلی ادامه بده. اونم اینه که به نظر میاد این مسئله خب یه بخش عمدهش باید توسط حاکمیت حل بشه. شما اینو باید در نظر بگیرید که باز یک بخش از حاکمیت الان همراه قشر کارگری نیست اصلا. یعنی اون بخش عمده حاکمیت که دولت هست الان به هیچ عنوان همراه و پشتیبان قشر کارگری نیست و اینو شما باید در نظر بگیرید. یعنی تو این مسئله کما اینکه مجلس و قوه قضاییه میتونن موثر باشن توی این مسئله، بسیار میتونن موثر باشن، منتها خب چاره ای نیست. یعنی شما میبینید توی این بحث، یه بحث کوچیکی که توی هفت تپه بحث، یعنی مسئله کوچیکی توی کشور، یعنی یه کارخونه است و یه مسئله داره، اون مسئله مثلا چی، کارفرمای نااهل اومده شرکت تحویل گرفته، میخوان اینو خلعیت بکنن. برای یه اتفاق اینچنینی میبینید که باید نمایندگان مجلس بیان اینجا و مسئله رو ببینن چیه، بعد برن توی مجلس بررسی کنن، چندین جلسه بگیرن اونجا توی کمیسیون اصل 90، چندین جلسه با رئیس قوه بگیرن، یعنی همه این پروسه ها طی بشه واسه اینکه برسن به این مسئله که آقای این کارفرمایی که اینجا رو گرفته نااهل و بعد خلعیت بشه. یعنی برای یه بحث کوچیک توی یک شرکت اینقدر هزینه و اینقدر پتانسیل باید استفاده بشه. چرا؟ چرا؟ چون اینکه دولت حاکم بر جامعه امروز اصلا با قشر کارگر همراه نیست و عملا اون دید نامناسبی هست به این مسئله و باید اصلاح بشه. حالا اینو آقا مهادلی، آقای آسمایل ادامه بده، فقط آقای علیزاده در حد 3-4 دقیقه بعد از این صحبت ها به من فرصت بدید. من هر چند ممکنه خیلی مرتبط نباشه، شاید هم باشه در واقع به بحث امشب، یه 4-5 دقیقه در مورد بحث هفت تپه، چون کارگرها هم در واقع از من خواستن، من این رو امروز توی لایو مطرح بکنم که در واقع مطالبات کارگران هفت تپه امروز چیه از جامعه بعد. حالا نه، حالا فقط چون اصلا هفت تپه سلبریتی کارگراست، میدونین که یعنی جزو مثلا خوشبخت‌ترین بخش قصه های کارگری، چون در موردشون حرف زده میشه، بحث سیاسی شده، چه میدونم رسانه های خارج از کشور در موردشون حرف زدن، تو خود صدا و سیما چند بار اومدن و از به شکلی از هفت تپه مظلوم تر به نظر من خیلی هستن که اصلا ما تا حالا اسمشون هم نشنیدیم. ولی قبل از اون من میخوام از آقای محمد ولی بپرسم چه آقای رحمانی نمیدونم چرا فیلیس شده تصویرشون، شاید من مجبور شم که ایشونو قطع کنم و دوباره بیارمشون تو. از آقای محمد ولی میپرسم آیا درسته که در واقع مسئله اصلی دولت اینجا یا نهادهای دیگه، یعنی مثلا مثل مجلس و قوه قضاییه مشکلی ندارن؟ نه، صرفا مشکل دولت نیست، مشکل یه در واقع نگاهیه که اساسا میترسه از این که کارگرها متشکل بشن و هر کاری میکنه که متشکل نشن. این خیلی فراتر از دولت به نظر من. و اینکه شما فرمودید که در واقع نماینده های مجلس و عدالت‌خواهای درست حسابی مثل آقا محسن بیان وسط و نقش واسطه بازی بکنن، بله، در اوضاع بحرانی واقعا من شاهد بودم که ایشون و دوستانشون در خوزستان واقعا نقش سپر رو بازی کردن در مقابل این کارگران. نمیدونم اگر نبودن با اون بحرانایی که تو هفت تپه اتفاق افتاد چه اتفاقی میفته، ولی اینا واقعا از خود گذشتگی کردن، این کارو کردن. ولی این اتفاقی که تو دوره بحران ممکنه جواب بده، برای اینکه یک سازوکاری وجود داشته باشه که صدا بدون واسطه از طبقات پایین به بالا برسه، ما تنها چاره‌ای که داریم نهادسازی صنفیه. حالا اگر نگرانیم که مثلا دیگران، کشورهای دیگه بیان سوء استفاده بکنن، بیاین فکر کنیم که چجوری میتونیم کاری کنیم که مثلا سوء استفاده نکنن. ولی اینکه از ترس و از این نگرانی بزنیم زیر اصل داستان و یکی از مهمترین نهادهای واسط هر جامعه‌ای در واقع تو همه جوامع وجود داره رو بیایم قیچی بکنیم و فکر کنیم که داریم یه کار جدیدی میکنیم، این به نظرم یه جور شبیه چرخ و دوباره از اول اختراع کردنه. تنها راه در واقع راه استفاده است، اینکه
به لحاظ قانونی فضایی رو محمد درست برای کنید. سوال نه شما ببخشید نه به این شعار فضایی که نمیخوام بدیم که کارگر تو یه اجازه تشکل بدید امنیت داشته باشن. یه اجازه بدین شما شعار که نمیخوام بدیم بحث مشخصی چم نظام جمهوری اسلامی هم با اون همه چم سازوکار امنیتی که بخش اصلی نظام در حال حاضره وای نسته مثلا ما بخوایم حالا مثلا با محبت بهش بگیم که این بهتره اینا بحث کلی واضحه سال گذشته 1915 تو اعتراض کارگری بوده آخه بعد میفهمید اون بخش اون در بخش تمام باید بعد از حالا من توضیح در میدم واقع من توضیح میدم 98 میفهمید. بله بله بفهم. سال گذشته 1915 تا اعتراض کارگری بوده که 50% بیشتر از سال قبلش بوده و حدود 5 برابر 3-4 سال قبلش بوده، یعنی همینجوری سال به سال داره بیشتر میشه، در حالی که تو همه جهان اعتراضات کارگری امسال کمتر بوده. به خاطر چی؟ به خاطر کرونا، به خاطر اینکه اصلا کرونا باعث شده که آدم‌ها نتونن تو خیابون بیان و اعتراض کنن. برای همین تو ایران تعداد زیادی اعتراض داره انجام میشه، واحدهای زیادی در آستانه ورشکستگی هستند و من داشتم یکی از این به شکلی ریپورت های به شکلی خارج از کشور رو میخوندم که آنها میگفتن که اگه این 1915 تا به هم وصل شن میشه مثلا چه میدونم بالا اعتراض سراسری کرد و بالا به سمتش هم به سمت براندازی نرفتش. سوال اینه که این عدم اطمینان تو نظام هست، هم ترس بلوک شرق، یعنی توی لهستان لخ والسا رئیس اتحادیه بود، خب خیلی از این کشورهای بلوک شرق 1989 فرو ریختن، اتحادیه های کارگری به هم وصل شدن، همین که میگم خیلی اصلا رسپی یا نسخه انقلاب مخملی میدونن و الان هم به خاطر اینکه این قضیه ول شده، حالا جالبه تا سال مثلا 93 و 4 مسئله کارگری تو غرب اصلا نبود، 93 و 4 غرب هم فهمید که پتانسیل داره، جای مهمی، حتی ترامپ که خودش راستگراست رفت روی قضیه چند بحث شدن به سخنگوی کارگران و محرومان ایران شدن. سوال اینه که چگونه میشه این اعتماد سازی در شکل عملی واقعی نه شعاری واقعا انجام دادن. حالا یه چیزی شما تو مقالاتون نوشتین که بعد بین نظام، یعنی آدم گنده های نظام و کارگرا صحبت شه، نه اون کارمند صفت هایی که تو شهرستان ها همه کار هستن، یعنی اون سلطان کوچولوهایی که مثلا رئیس امنیت اهوازن بغل شریعتی هم بود دیگه، درسته؟ یا یارو بچم رئیس امنیت مثلا بچم یه شهرستان کوچیک تو استان خوزستان ممکنه بر خودش سلطان بدونه، اصلا صحبت رئیس جمهور و ولی فقیه تهران گوش نکنه، خب با اونا نباید وارد صحبت شد چون اونا برای خودشون سلطنت های کوچیک ساختن و با تهران صحبت کرد، درست حرف شما این بود آقای محمد ولی؟ بله، دقیقا اون تغییر نگاه اون سلطنت رو نابود میکنه و اونا رو تبدیل میکنه به آدمای مسئولی که باید جواب بدن، باید امنیت تجمعات رو برقرار کنن، باید اجازه بدن کارگرها فعال در آزادانه فعالیت کنن. بله، اون در واقع تغییر نگاه باعث میشه که اینا دردسرشون بیشتر بشه. شاید این سوال پیش بیاد که تا امروز شما داشتید چی کار میکردید؟ آیا اگر ما این نگاه رو همون جوری که در طول جنگ داشتیم بعدش ادامه پیدا میکرد، آیا به امروز میرسیدیم؟ اینا همه سوالایی که اگر نگاه تغییر بکنه ما حتما باید بپرسیم دیگه. شاید یکم نگرانی ها در واقع مقاومت ها از این جهت هم باشه. خب آقا یه مشکل دیگه این که الان مثلا کارگرا میتونن بلندشن بیان با مطالباتشون برن با تک تک نامزده انتخاباتی صحبت کنن. خب سال انتخابات الان نامزده انتخاباتی چطوری؟ برن بجن که برن با ورزشکارا و با سلبریتی عکس بگیرن، بیان آقا مطالبات رو بگن، ما این مطالبات رو داریم. مثلا انتخابات 88 گروه های دیگه رفتن به همه کار نامزده گفتن آقا این مطالبات ماست، کدومتون اگه بیاین چه کار میکنین باشون؟ خب این مجموع مطالبات ماست، ولی این کار رو نمیخوان، برای اینکه سر گروه اون تشکل های کارگری همشون رأی از قبل دادن به آقای ربیعی و آقای محجوب که برن بدن به نامزده اصلاح طلب ها. این یک گره کارم تو خود تشکل های کارگریه. همین امشب شما میدونید ما سعی کردیم دعوت کنیم چند نفر از نماینده تشکل های کارگری رو نیومدن، برای اینکه گمان میکنن که من مثلا چه میدونم، حالا تو گمان میکنن اشتباه میکنن، گمان میکنن مثلا من چم سمت سوم اینوریه و مثلا با اصلاح طلبها مثلا نیستم، برای همین اونا نمیخوام بیان تو این برنامه. یعنی مشکل یکی دوتا نیست، سوال من اینه که چه جوری میشه این گره رو باز کرد؟ حالا به نظر شما آقای سباقی شما نگاهی دارین به این قضیه؟ این گفتگو ببین این هم این سوال من جامعه کارگری این سوال من رضای معادلی هم هست به لحاظ اینکه آقای اسماعیل توی این مسئله خیلی در واقع کار کردن، به نظرم باید یه مقداری اون راهکارهای عملی رو ارائه بکنند و ما داریم میبینیم شاهد این هستیم که عملا امکان فعال شدن این تشکل ها وجود نداره، یعنی اینو خودشون هم ذکر کردن. به نظرم اینی که چه باید بشود
تا ما برسیم به اونجا که این تشکل‌ها شکل بگیرن و منسجم بشن باید صحبت بکنیم. امروزه می‌بینید ما تشکل‌های کارگری که هیچی، یک تشکل دانشجویی هم که مقداری دست و بالش بازتره نمیتونه یک تجمع برای حق کارگر برگزار بکنه. توی همین اهواز خودمون ما چند ماه قبل یه تجمع دانشجوی ساده در به دادگستری بود که در مورد همین خلأ آقای اسدبگی بود. جامعه دانشجویی و قشر تشکل‌های دانشجویی که دستشون هم خیلی بازتر از تشکل کارگریه، یک تجمع ساده رو ما توی اهواز نتونستن برگزار بکنن، به هر دلیلی، حالا فشار بود چه بود، و این که لغو شد یک شب قبل از برگزاریش، به هر دلیلی لغو شد. میخوام بگم که تشکل‌های دیگه هم که دستشون بازتر، متاسفانه زورشون به اون نگاه، حالا بگم نگاه امنیتی یا هر چیزی، نمیچربه. باید چه بکنیم؟ من سوال خودم از آقای مهادری اینه، باید چه بکنیم به اون جایی برسیم که این تشکل‌های کارگری کاملا مستقل شکل بگیرن و منسجم باشن و بتونن در واقع مطالبات کارگرها رو پیگیری بکنن؟ خب من حالا آقای رحمانی باز دستشون دعوت کنم، آقای خراسانی دعوت کردم کنار ما هستم. آقای خراسانی عزیز سلام. بله سلام، اجازه بدید من اینجا استیبل بشم فقط. خب بس من میخوام شما بیارم پایین، شما استیبل شید، من باز براتون میگردم بالا. خب استیبل شدیم، بسیار خوب. حالا بس بحث ما چیه؟ به مناسبت روز کارگر، مطالبات کارگری رو ما شکافتیم. من فکر کنم که هممون سر این توافق داریم، سه تا مطالبه اصلیه. بحث دستمزدها هستش، اینکه دستمزدها به شدت پایینه، ولی فقط آخر سال به عنوان اعانه و به عنوان چم صدقه و به عنوان چم میدونم زکات دستمزد خود بالا ببرن، بعد اول 15 فروردین تورم طوری بشه که دستمزد عملا برگرده به جای قبل، کاری رو انجام نمیده. مسئله دوم مطرح میشه که کارگرا باید بتونن برای اینکه اصلا برای سر تشکلاشون چونه بزنن، باید تشکل داشته باشن مثلا همه جای دنیا. و اتفاقا تو همین سال گذشتم اونجایی که تونستن تشکل داشته باشن موفق شدن دستمزد رو بالا ببرن. صنعت نفت و گاز 25,000 تا، من دارم میخونم 25,000 تا کارگرش اعتصاب کردن سال گذشته، حالا آقای محمد ولی میتونه اصلاح کنه، و موفق شدن که دستمزد رو تغییر بدن. تازه دقت کنید که اغلب اعتصابات و اعتراضات و مطالبات کارگری ایران تدافعیه. این نیست که مثلا به ما مسکن بدین، این نیست که ما میشن وضعمون بهتر کنیم، اینی که وضعمون بدتر نشه از سال گذشته، یعنی در بهترین حالت تدافعیه نه تهاجمی. اینی که ما از پارسال تا حالا 20% وضعمون بدتر شده، این 20% بخویم 15% رو خودم. خب سوال دوم این بود، و سوال سوم این که اصلا با وضع موقتی و وضع امنیتی شدن نمیشه تشکل تشکیل داد، نمیشه چونه زنی کرد. نگاه کلی چیه؟ نگاه این که کارگر داره کارشو میفروشه دیگه. اگه شما میری بازار حق داری چونه بزنی، خب کارگرم حق داره چونه بزنه دیگه. خب حق داره چونه بزنه، میگه من کارم قیمتش خیلی بالاتره و شما چه اجازه ای بهش نمیدید. سوالی که مطرحه امشب اینه که ما چگونه میتونیم بین نظام و جامعه کارگری حائل شیم، میانجی از کجا پیدا کنیم که اجازه بده این گفتگو شکل بگیره. نظام ترس 40 سالش از امر تشکل ها فرو بریزه، خب اعتماد کنه، بفهمه که خطر تشکل نداشتن بیشتر از تشکل داشتنه. اگه تشکل داشته باشه آدم تو خیابون نمیریزن شورش کنن به شکل آبان 98 و انفجار به اون شکل انجام نمیشه. یک، فساد هم این برانور انجام نمیشه. دو، و سومیش که شعار منه اینه که اگر قرار اقتصاد مقاومتی داشته باشی، اقتصاد مقاومتی که اون کسایی تو کانادا نشستن دارن پول رو از ایران پمپ میکنن به بیرون که نمیتونه انجام بدن، که اقتصاد مقاومتی این کارگرا با انجام بدن، اقتصاد مقاومتی که سال به سال دارن روش شعار میدن رو با این کارگرا انجام بدن. پس بعد تو بتونی با این کارگرا آشتی کنی، بعد بتونی باشون حرف بزنی. خب و چهارمین مسئله اینه که، و اینا مال جان بقول خط اصلی منه، اگر قراره که کشور رو نفروشین به غرب، اگر قراره که این دعوای چپ و راستتون سر مذاکره و مقاومت که کشور رو فلج کرده ادامه پیدا نکنه، و بگیم آقا مذاکره وقتی که نظام تصمیم بگیره، مقاومت هم وقتی که نظام تصمیم بگیره به نفع همه است، خب ولی تا اون موقع اگه قرار 5 سال 6 سال 3 سال 2 سال 10 سال دیگه ادامه پیدا کنه، ما مطمئن بشیم تو داخل مثل دهه 60 مثل زمان جنگ قد کارگرا بچه‌هاشون 5 سال کوتاه‌تر نمیشه از قد نسل قبلی، سوء تغذیه نمیگیرن، بتونن گوش رو ماهی یه بار بگیرن، یه تشکلی باشه که بره براشون گوش بگیره ماهی یه بار، بره سر کوپن گوش با کسی به جنگه. ما تشکل که میگیم، تشکل نمیگیم بریم حکومتش میدونم سوئیس رو درست کنیم تو ایران، که یه تشکلی باشه بگه آقا حق کارگراست کوپن گوش، کوپن چه میدونم مرغ، کوپن فلان، بهداشت فلانی و غیره اینها.
خب اینو کی میتونه انجام بده؟ حالا من یک از پیشنهادام این بود که مثلا عدالت خواها میتونستن واسطه شن، اونایی که مورد قبول نظام هستن اونا میتونستن واسطه شن، چون نه اصلاح طلبا نه اصولگراها به نظر نمیاد که اصلا درکی از موجودیتی مثل کارگر داشته باشن. یه پیشنهاد من این بود و سر هفت تپم دیدم که بخششون رفتن، حتی فاصله اینقدر عمیق و زیاد این دره اینقدر عمیق و فاصله اینقدر زیاده که خود کارگران راحت به عدالتخواه اعتماد نمی کنن، عدالتخواه زبان اونها رو نمیدونن. حالا این مختصر من گفتم تا اینکه آقای خراسانی هم یه جنبندی بکنه چون بحث سیاسی کردیم عملا. آره ببینید، من فکر میکنم یه حلقه مفقوده اینجا وجود داره که بهش پرداخته نمیشه. تمام این بحثایی که بحثا و سوالات بازی که شما بهش پرداختین همشون درسته. حلقه مفقودهی که ما اینجا داریم حجم زیاد تکنوکرات ها، دانشگاهی ها و اکسپرت هایی هستن که آدم های نظام رو توجیه کردن بر اساس مدل معینی از توسعه. شما میدونید الان 95% کارگرای ما کارگرای موقتن. این قانون، این تبدیل قراردادهای موقت، یعنی تبدیل شدن قراردادهای دائم به قراردادهای موقت، کار یه عده آدم چیز نبودش، کار یه عده آدم امنیتی نبودش، یه عده اکسپرت، یه عده مثلا امثال نوبخت نشستن دو تا چهار تا کردن، گفتن که ببین اینجای دنیا رو، ببین نمیدونم انگلستان چی کار کرد، ببین آلمان چی کار کرد، مثلا ببین الان اینقدر پول داریم. یعنی نشستن یه شکلی از اقتصاد رو، در واقع یه شکلی از اقتصاد رو پیاده کردن و این شکل از اقتصاد دست بالا رو گرفته. علت این که ما الان داریم راجع به اصلاح طلب و اصولگرا و اینها داریم حرف میزنیم و تو ذهنمون تمایزی قائل نیست، واسه اینکه مشاوران اصلی اینها همین بدنه هستن. یعنی اصلا تفکیکی وجود نداره بین مدل اقتصادی که مثلا چه میدونم مجلس اصولگرا پیش میگیره با مجلس اصلاح طلب پیش میگیره. ببینید کلید واژه آقای قالیباف برای در واقع برای اقتصاد مردمی سازی اقتصاد، نام رمز خصوصی سازیه. کلید واژه آقای عین این حرفو شما تو حرفای آقای رئیسی پیدا میکنید، عین این حرفو به طریق اولا تو حرفای آقای روحانی پیدا میکنید. در نتیجه یه جبهه نبرد سومی هم باید تقاضا بشه که باز بشه و به نظرم از اونجاست که دعوا بحرانی میشه. دعوا تو تهرانه، دعوا تو تهرانه و دعوا به طور خاص نه تنها دعوا، یکی از دعواهای اصلی تو تهرانه و به طور خاص بین نیروهای عدالتخواه و نیروهای عمیقا دست راستیه. شما فکر میکنید آقای آخوندی رفتیم از مسئله کارگری سر در میاره، آدمای آقای آخوندی چپ و راست میشینن این طرف و اون طرف میگن که هر کشوری که در واقع یونیان چیز داشت، اتحادیه کارگری داشت، بعضی کارگرات تو اونجا بدتر بودش. میگه علنا دارن اینو میگن. من فکر میکنم این بخش از این ما مادامی که این بخش از دعوا رو در واقع نتونیم بحرانی کنیم، نتونیم این بخش از دعوا رو ببریم یا بحرانیش کنیم دست کم، صدای کل داستان تبدیل میشه که خیلی خب یه عده کارگر دارن زیر دست و پا له میشن، خواهش میکنم یه مقدار گوشت به اینا برسونید که مثلا چیز نشه، یه مقدار مثلا مرغ بدید بهشون که از بین نره. یعنی دعوا تو سطح سیاست گذاری حل نمیشه، تو سپهر سیاست طرح نمیشه. در نتیجه به نظر من یکی چیزش اینه. حالا و یه فاجعه ای در راه آقای علیزاده، یه فاجعه ای در راه، اون فاجعه اینه که من چند جای دیگه هم گفتم یه شاخصی هست به اسم شاخص نیت، شاید دیده باشید این طرف و اون طرف، No Employment Education or Training. خب بین سنین 15 الی 25 سال، خب بچه های بین سنین 15، یعنی در واقع جوانان بین سنین 15 تا 25 سال، کسایی که نه آموزش دارن نه شغلی دارن نه در حال مهارت آموزی هستن. شما فکر میکنید تعداد این جماعت تو ایران چند درصد جمعیت هستن؟ 31%. باور کردنی نیست. روزنامه فرهیختگان چیزشو گزارششو پارسال منتشر کرده بود. باور کردنی نیست که یک سوم جمعیت شما الان نه در حال آموزش هستن، نه در حال مهارت هستن، نه شغلی دارن. این یک سوم جمعیت 10 سال دیگه میشه جمعیت 25 سال تا 35 ساله. خب یعنی من نکتم سر اینه که گرفته شده.
پیشرفته که یک بمب ساعتی رو الان گذاشته توی ایران کاشته و این بمب ساعتی ممکنه و هر لحظه ای بترکه و حالا این کارو از نظر بتر بترکه. حالا اتفاقا من میخوام شما اینجا رو قطع کنم. اینجا اتفاقا بحثی که راستگراها میان میگن که بهتره که کارگر زیر استثمار داشته باشیم اما بیکار نداشته باشیم. بحث اینه که و دقیقاً این نقطه است که حقوق کارگر در همه جهان، تو همین انگلیس هم همینه، هر وقت نرخ بیکاری بالا میره امکان استثمار بالاتر میاد، میگن که خود کارگرا ترجیح میدن کار داشته باشن بدون حق و حقوق، بدون قانون کار و غیره. اون چیزی شما میگی اتفاقا این خطر رو داره آیه خراسانی که نه، یه نکته ای وجود داره این وسط، حرف یه نکته این وسط وجود داره نه یه نکته این وسط این که داده ای رو زمینه چیکارش کنیم؟ خب یعنی مال هر کی رو میخواد تشدید بکنه، داده ای روی زمینه، فکته. خب من نکتم این که یه نکته این وسط وجود داره. یک شما یه پکیجی از سیاست های حمایتگرانه دارید، مثلا مهمترینش این میشه که در واقع این همین که بهش میگن UBI Universal Basic Income، در واقع مجموع درآمد پایه. همون سبد معیشت خودمون. خب یعنی که دولت موظف باشه به تمام دهک‌های پایین سبد معیشت رو بده، به جای اون در واقع ماجرای در واقع دعوا سر حداقل دستمزد خب توی این شکلی که هستش معلق بمونه. یعنی دولت بگه من سبد معیشت رو میدم خب، ولی دعوا بر سر حداقل دستمزد رو فعلا معلق نگه میدارم تا شما اتحادیهاتون رو تشکیل بدید. خب بعد دولت از وسط این دعوا بیاد بیرون. یعنی شما تو سوئد 70 اتحادیه کارگری داری، زور داره جامعه. خب 70 اتحادیه کارگری بلند میشه میره با اتحادیه در واقع کارفرماها مذاکره میکنه، میبنده، تمام میشه میره. بر اساس همون منطق بازار آزادم میبنده، میگه که من بالاخره نیروی کار دارم. خیلی خب، تو امکانات داری، وسایل ابزار تولید داری، چیز داری، بر اساس همون لاجیک در واقع سرمایه میبنده، تمام میشه میره. و تو اینجا یه اتفاقای عجیب و غریبی داره میفته. ببین موضوع کارگری، موضوع کارگری این سالهای ما موضوع کارگری 10 سال پیش نیست، حتی موضوع کارگری 5 سال پیش نیستش. موضوعیه که بر اثر هژمونی مدل معینی از سیاست گذاری و نگاه به جامعه شکل گرفته و روز به روز داره چیز گسترش پیدا میکنه. چیز روزافزونه در واقع آخرمه. اجازه بدید من برمیگردم به شما. خب من اول از آقای سباقیان رو عذرخواهی می‌کنم، پایین بمون آقای سباقیان، من شما رو باز میارم بالا، چون 5 دقیقه قرار بود دوباره 7 صفحه صحبت کنیم. خب آقای رحمانی درو ببرم، از اول شب منتظر شما بودیم آقای رحمانی و خیلی خوشحالم که ما پیوستید. آقای رحمانی خبرنگار روزنامه فرهنگستان هستم و در زمینه در حوزه کارگری کار کردم، به ویژه در مورد اعتراضات کارگری، در مورد به شکلی واحدهای تعطیل شده گزارش‌های خیلی خیلی زیادی دارم. آقای رحمانی خوب هستین شما؟ سلام عرض میکنم. صدای منو دارید آقای علیزاده؟ صداتون میاد. بله صداتون عالیه. بله من عذرخواهی میکنم دیگه، مجبورشم کلا دیوایس رو عوض کنم، یعنی رو اون اصلا نشد، کلا یه دیوایس دیگه برداشتم کامل. من خیلی وقت نگیرم، دوستان فکر کنم توضیحات کاملی داره، من یه بخشی از صحبت ها رو نبودم، خصوصا صحبت های خراسانی رو حتما توضیحات کاملی داده شد در ارتباط با این ماجرا. من اگه اجازه بدید یه ذره تو فضای رسانه‌ایش صحبت بکنم و یه روایت تجربه‌ای داشته باشم در ارتباط با آخرین تجمعی که کارگرها داشتن، حداقل آخرینی که من خودم توش حضور داشتم. خب این بحث ماجرای مرغ دیگه همه در جریانش هستن، ماجرایی که مرغ گران شد و یه سری اتفاقاتی ایجاد شد. خب دولت یک شبه الان تا الان درباره کارگر کارفرما خیلی صحبت کردیم، امسال حالا سال شعار سال یک بخش مانع زدایی توش داره. میخوام من مسئله کارگری رو پیوند بدم در ارتباط به این ماجرای موانعی که خیلی هاش یک شبه ایجاد میشه و تصمیماتی هست که یک نفر رو یک شبه گرفته میشه. این ماجرای مرغ که گرون شد، یه اتفاقی افتاد، وزارت جهاد کشاورزی تصمیمی گرفت مبنی بر این که بخواد بازار مرغ رو کنترل بکنه، شرکت هایی که قطعه بندی و بسته بندی مرغ انجام میدادن رو ممنوع کرد فعالیتشون رو و گفت که مثلا اینجور مرغ ها تولید نشه، یعنی قطعه بندی شده و تعمدار شده و بسته بندی شده تولید نشه. تصمیمی که شب 13 بدر گرفته شد، یعنی ساعت 1:14 فروردین،
و با این تصمیم حدود 25 هزار تا کارگر توی کشور بیکار شدن عملا. یعنی شرکت هایی که تو بحث بسته‌بندی مرغ و قطعه‌بندی مرغ بودن کارشون رو از دست دادن و به تبع اونها یه تعداد قابل توجهی از حالا شبکه توسعه حمل و نقلشون و حالا کارهای دیگه شون بماند، مستقیما 25 هزار نفر بیکار شدن. اینها حدود یکی دو هفته صبر میکنن، بعد یکی دو هفته میان جلوی وزارت جهاد کشاورزی و تجمع انجام. خب روز اولش میگذره، طبق معمول بی بی سی، ایران اینترنشنال و غیره پوشش میدن و خبری از رسانه رسمی نیست. روز دوم با تماس یکی از همین افرادی که توی اون تجمع بوده ما میریم جلوی وزارت جهاد کشاورزی، خیلی هم اتفاقی شد، یعنی رفتیم و جالب بود هیچ کدوم از کارگرها منتظر رسانه رسمی جمهوری اسلامی نبودن. یعنی خیلی واسه شون عجیب غریب بود که رسانه رسمی اومده پای کار اعتراضات و میخواد که صدای اونها شنیده بشه. همشون صحبت از رسانه های اون طرفی داشتن و جالبتر از اون این که نهادهای نظامی و امنیتی به تعداد لا ماشاءالله بین اینها بودن و پرسجو که شما از کدوم نهادید، از کجا اومدید، مجوز اونیه که من میگم نه اون چیز کاغذی که دست شماست و قص الهازا. و آخرش هم حالا من کلیپ رو برای شما ارسال کردم، اگر دیده باشید از فاصله خیلی دور با یه لنزی ما خیلی گانگستری رفتیم بین معترضین تا ببینیم مشکلشون چی هست. یعنی اجازه نمیدادن که از اینها فیلم برداری بشه، اینها مصاحبه بکنن و مشکلشون رو بگن. از اون نکته مهمتر همین صحبت خودمونه الان تو جمع خودمون، حالا ما با هم از صحبت کردیم، کارگرها هم میترسن. یعنی حالا یه تعدادی از دوستان معذوریت موجهی داشتن ولی که خیلی هاشو میترسیدن حتی بیان الان تو این جمعی که هممون میخوایم از شب قبل از روز کارگر در ارتباط مسائل کارگرها صحبت بکنیم بیان و از مشکلاتشون بگن. چرا؟ چون یکی مثل آقای اسد بیگی فردا صبح میتونه تصمیم بگیره که کارگرش رو بیکار بکنه به خاطر اینکه اعتراض کرده و کارفرما هر اختیاری داره به خاطر همون قراردادهای عجیب غریبی که نوشته میشه. بله این اون اعتراض جلوی وزارت جهاد کشاورزی هست. جالب در شبکه افق هم درسته شبکه بله افق. بله برنامه عیار شبکه، یعنی بله. اینکه چه میدونم این شبکه افق که حالا منتسب به نیروی نظامی این حاضر پخش کنه و این نیروی امنیتی به شما میگن چه کار میکنید اونجا، درسته؟ دقیقاً اون کلاهی که سرمه میگفت چون کلاه گذاشتی سرت خیلی مشکوکی، گفتم بابا من خبرنگارم این کارتمه این مجوزه، ولی خب حالا خیلی داستان عجیب غریب اینجوری داشتیم. خب حالا اتفاقی بله داشتم اینو میگفتم بله بفهم ادامه بدین شما تمامش بله بله حالا به عنوان جمع‌بندی میخوام بگم نکاتی که آقای محمد ولی گفتن اون بحث حقوق و حقوقشون هست، پای حقوقی که خب هیچ سالی حتی الان خصوصا این چند سال اخیر به کف اون سبدی که مد نظر هست هم نمیرسه، سبد معیشت خانوار، و فکر میکنم سال 99 اواخر سال 99 به 30% هم و کمتر رسید، 20 تا 30% به اعلامی که خود نماینده های کارگرها داشتن. و حالا این حقوق، این بحث حقوقشون یه طرفه، بحث تشکلای کارگری حالا خودتون بهتر میده، من با کارگرها صحبت میکنم خیلی هاش به نماینده های خصوصا نمایندانی که از طرف خانه کارگر هستن رو قبول ندارن و خودشون هم مشکل دارن باهاشون و خیلی براشون به قول ما رو حجیت ندارن اینجور مطالبه گری که اون دوستان تو خانه کارگر انجام میدن و اونم عقبش مشخصه. آقای محمد ولی یه ذره دربارش صحبت کردن، شما هم آگاهید، حالا دوستان بیشتر میتونن دربارش توضیح بدن. و مسئله سوم تشکل‌هاشونه. تشکل هیچ مطالبه رسمی وجود نداره، سریعا پیوند زده میشه به جریانات چپ مطالبات کارگری و خیلی راحت هم سرکوب میشه. این مشکلی هستش که ما تو همه اعتراضات دیدیم چند روز پیش جلوی پاساژ علایالدین، حالا اینها کارگر نیستن، جلوی پاساژ علایالدین به خاطر یه مسئله کوچیکی یه تیکه فیلم پخش میشه، این مغازه‌دار علایالدین اسم نگهبان اون ساختمون رو شعار میدادن که اون رو ول کنن نیروهای انتظامی، یه تیکه فیلم پخش میشه تو شبکه‌های اون طرف پخش میشه، بعد فکر میکنن میگن زندانی سیاسی آزاد بشه، یعنی صدای مفهوم نیست، بعد میان یه تعدادی از مغازه‌دارا رو میگیرن. یعنی میخوام بگم انقدر همه چی سریع و بدون کنکاش و جستجو اینها اتفاق میفته و نه خبرنگار خیلی میتونه ورود بکنه به این مسائل، نه خود کارگر تمایل و توانش رو داره که بخواد بیاد حرفش رو بزنه، نه هم که تشکل‌هایی که فعلا وجود دارن خیلی پیگیر مطالبات هستن. این سلسله مسائل بود که حالا به ذهن من رسید. نه الان من شما اونجا نگه دارم اینجا، پس من میخوام آقای خراسانی شما با ما میمونید که من شما برم پایین گاره براتون گردم بالا؟
بسیار خوب. بس بله ما الان یه نقطه دیگه از این حلقه رو پیدا کردیم و اون این که رسانه اصلا اجازه نداره در مورد مسئله کارگری حرف بزنه قبل از اینکه این مسائل به شکلی امنیتی بشه، درسته؟ بله بله. خب اگر از بین خبرنگارها کسی توی این لایف هست لطفا ریکوست بدن برای بالا اومدن و من خیلی خوشحال میشم شما رو بیارم بالا. آقای سباقیان هم میخواد بیاد بالا در موردش صحبت کنه. خب ببینید من یه نکته ای رو بگم آقای علیزاده. ببینید ساده ترین کار اینه که من خبرنگار تو تهران تو دفترم مرکز شهر نشستم زیر باد کولر و زنگ میزنم به کارگر، به محمد خنیفر، به امید آزادی، به اسماعیل شریفی، هر کسی که حالا تو فضای کارگری مطالبه گری داره و روایتش رو از ماجرا مینویسم، یعنی پشت تلفن توی واتساپ یا هر شبکه دیگه. این ساده ترین کاری که من خبرنگار میتونم انجام بدم. ولی کار اصولی ترش اینه که من پاشم برم بین اون کارگرها تو تجمعاتشون، تو اعتراضاتشون و روایتی که خودم میبینم و صحبت های مختلفی که میشنوم رو روایت بکنم. توی این فضا هر حرکت اضافه‌ای، حتی کلاهی که روی سر من خبرنگار هست، دوربینی که دست من هست و حتی مدل مواجهه‌ام با کارگرها ممکنه مسئله ساز بشه. از این منظر این ایرادیه که به نظر من تو فضای تجمعات و اعتراضات وجود داره و ممکنه که واسه اون خبرنگار مشکل ساز بشه. این فضایی هستش که تو رسانه ما داریم. من اضافه کنم یه چیزی به صحبت دوستمون قبل از شما. آقای سباقی میشه دوربین رو فیکس کنید که تکون نخوره چون بعدا اینا تو ادیت مشکل ساز میشه. ممنون. بفرمایید آقای محمد بلی. علاوه بر برخوردهای امنیتی که حالا کم و بیش وجود داره مخصوصا در تجمعات و اعتراضات کارگری، یه مشکل دیگه داخل خود تحریریه ها ما داریم. این که در واقع به دلایل مختلفی نیروی کار تحریریه اون خبرنگار انگیزه این که بخواد چند صد کیلومتر از محل کارش دور بشه، بره یه گزارش رو تهیه کنه، آخرش مثلا دستگیر بشه نشه، به دلایل مختلف این انگیزه توسط خود خبرنگارا وجود نداره و روند در واقع کار تحریریه آدمو به جایی میرسونه که حالا ما اصطلاحا میگیم تبدیل میشیم به ویلچر نشین، حالا حرف درستی هم نیست، منظور اینه که در واقع میشینیم روی صندلیمون و تکونم نمیخوریم و کارمون انگار اینه که در واقع از همین محدوده میزمون تکون نخوریم، حالا ممکنه چند تا تلفن کنیم. ولی این نکته‌ای که دوستمون گفتن، این که حضور میدانی خبرنگار در محل حادثه واقعا مهمه، اصلا هیچ ربطی به اون تماس‌های تلفنی که حالا هر از گاهی گرفته میشه و یه خبر چند خطی میزنن نداره. ببینید نفس این که یک خبرنگاری پاشه بره تو محل حادثه یک رویداد سیاسیه، باعث میشه که نهادهای مختلف توجهشون جلب بشه و در واقع به دست و پا بیفتن که ببینید شرایط چقدر بحرانی شده که بله صدای خبرنگارا هم در اومده و از اونجا به بعد کار برای در واقع نیروهای ضعیف‌تر دعوا، اگر بگیم دولت و کارفرما و کارگر، کارگر ضعیف‌تره، کار برای اون نیروی کارگر راحت‌تره، حرفش راحت‌تر شنیده میشه. تجربه خودم رو براتون بگم که فکر می‌کنم خیلی دیگه قضیه رو روشن کنه. حالا ممکنه دوستانم در روزنامه اعتماد مثلا خیلی خوششون نیاد، ولی بذارید ماجرا رو بهتون بگم. ما سال 96 از طرف روزنامه اعتماد اولین بار پاشدیم رفتیم افتاپه و برای اولین بار در واقع صدای اعتراضات رو پخش کردیم و آقای اسماعیل بخشی هم اونجا در واقع معرفی شدن به کارگرا و اومدن بالا و صحبت کردن و قضیه تا امروز در واقع کشیده شد. ببینید ما حدودا دو روز توی شوش بودیم، توی هفت هفته بودیم و تو این دو روز هیچ گزارشی از ما منتشر نشد، یعنی کار رسانه‌ایمون به جایی که به انتشار برسه نرسیده بود و عملا پس میتونیم بگیم بی نتیجه بوده. در صورتی هم روزی که ما داشتیم برمیگشتیم از طرف مقامات و از طرف کارفرماها شروع کرده بودن تماس گرفتن با کسایی که حالا اون موقع فکر میکردن فعال کارگریان که اونا رو دعوت کنن به مذاکره که آقا بیایید مشکل رو جوری حل کنیم که صدا بیشتر از این بلند نشه. میبینید یعنی اینکه شما به عنوان خبرنگار حتی لازم نیست اونجا برید به یه محصولی تولید بکنید، محصولتون به چاپ برسه، قبل از اون اونا به دست و پا میافتن برای اینکه یه کاری بکنن و حالا ممکنه این وسط یه برخوردی هم مثلا با من و شما خبرنگار بشه که من خودم تجربهشو دارم میگم اساسا در واقع برخورد جدی نیست و اونا خودشون آدمایی که در واقع تو این دستبند میدونن که یه سری کارمند بازی باعث میشه که امسال ما مثلا یه وقتایی دستگیر بشیم. در کل در واقع ممکنه لاغر تجربه خودم رو بخوام بگم تعمیمش ندم، فکر نمی کنم مشکل جدی باشه، بیشتر یکم تنبلی خود ماست و اون سازوکارهای مطبوعات که باعث شده خبرنگار انگیزه حضور میدانی برای تجمعات کارگر پیدا نکنه. حالا چیزی که ما میگیم همیشه همینه دیگه، با توی مثلا تجمعاتی که توی
خیلی متفاوته. مثلا تو انگلیس اگه مثلا جایی باشه که پلیس حمله کنه به مناطق مثلا سیاهای اینجا اگه مثلا بزنن خیلی بد، این سنگین میزنن، خشونت زیاده. و معتقد مثلا بچه‌هایی که حالا چه میدونم طبقه متوسطن، وکیلن، روزنامه‌نگارا، اونا خیلی شانس بیشتری دارن تو چه این تجمعی. و اونا هر چقدر بیشتر باشن کار پلیس رو برای حمله به سیاهان سخت‌تر می‌کنن. برای همین اگه مثلا نیروهای والا من میگم عدالت‌خواه حزب اللهی هستن، خب کسایی که چه من بهش که به این راحتی نمیشه بهشون انگیزه ده انقلاب زد و سرکوب زد و با باتون تو سرشون زد، هر چقدر حضور میدانیشون در چنین جاهایی بیشتر باشه مانع از این میشن که به قول شما اون کارمندی که میخواد خودشیرینی کنه کارو تموم کنه، زودتر هم تموم کنه، یه دونه باتون با اضافه بزنه بره خونه بزنه بچش برسه، بتونه این کارو کنه بدون اینکه فکر کنه عواقبش چیست، عواقبی که شب از بی بی سی سر در میاره، عواقبی که اون کارگر رو تبدیل کرده به اپوزیسیون، عواقبی که این مطالبات رو به هم طوری فشرده کرده که هیچ کس نتونه به جواب بده. آقای سباقی شما این بحثا شنیدین، می‌خواستیم بیایم بالا، بفرمایید شما. زنده باشید. سلام در خدمت رحمانی ارادت دارم. عرض به حضورتون که یه مبحث کوتاهی خواستم براتون آره نزدیک سخت بشه. مثلا آقای مبحث کوتاهی واسه خدمتتون عرض بکنم راجع به در واقع بحث هفت تپه. اونم اینه که امروز همین الانی که من دارم با شما حرف میزنم بحث مطالبات کارگران هفت تپه خب دو بخشه. بخش دوم رو من میگم اول. بخش دوم اینه که الان تولید به شدت آسیب دیده. یعنی ما یه محصول استراتژیکی داریم توی کشور که اون شکر و هفت تپه‌ای که الان داریم ازش اسم میبریم، یه روز روزگاری یکی از کسایی بود که مدعی بود توی کشور و این محصول رو به طور عمده در واقع تولید میکرد و یه اسم و رسمی داشت توی کشور. خب اوایل دهه 90، اواخر دهه 80، اوایل دهه در واقع سال 90-91 خب میبینید که حالا جزئیاتشو من بعداً میفرستم براتون، منتها خب تولید در واقع شکر سفید توی هفت تپه میبینید تا 60,000 تن، 58,000 تن، 60,000 تن در واقع در سال تولید شکر سفید داشت و بعد از اون که اون اتفاقات واگذاری سال 94 اینها رخ داد، کم کم حالا جدای از بحث اصلی که میخوام من بعدش مطرح کنم، بحث حقوق و بحث‌های دیگر است، جدا از یه لایو دو ساعته با آقای بهادر، ولی توی شهر من رفتیم بحث تولید میخوام پیشنهاد میخوام بیننده ها برن نه اینا صحبت امروز آقای علیزاده حرفشون رو تموم کنن، حرفای مهمیه، اینا صحبت امروزه، با صحبت اون دورمون کاملا متفاوته. بله، عرضم اینه که این اتفاقی که افتاد توی این از 94 به بعد، خب این تولید به شدت اومد پایین و امروزی که دارم تو حرف میزنم، یعنی سال 99 که تمام شد، یک ماه گذشته که سال 99 تمام شد، محصول یک سال در واقع 99 از 60,000 تن 58,000 تن شکر سفید رسیده به 18-19,000 تن شکر زردی که عملا خروجی شکر سفید هم نداشته شرکت. میخوام بگم که شرکتی با این عظمت، با این پتانسیل، 24,000 هکتار زمین و عرض حضورتون خط تولید و چندین کارخونه و اینها، رسیده به این حال روز الانش که میبینید که اصلا تولید شکر سفید نداره و الان دارماتون حرف میزنم به فصل نیبوری در واقع شرکت به پایان رسیده امروز و شرکت بیکار عملا، چون آبی نیست که آبیاری بکنن به دلیل پرداختایی که شرکت نداشته به در واقع سازمان آب و برق آب فاضلاب، قطع شده آب اونجا، در واقع آب شرکت آب نمیده به کارخونه و اتفاقات دیگه افتاده که الان در واقع تولید، میخوام یعنی انتهای حرفم اینه که تولید الان عملا زمین خورده توی شرکت بزرگی به اسم هفت تپه، تولید زمین خورده و باید بریم سراغ اینکه چرا این اتفاق افتاده. چرا این بحثم توی اون قسمت اولی که من سریع توی یک دقیقه جمعش می‌کنم، اون بحث عمده و مهم کارگر هفت تپه امروز اینی که یک دلیلی وجود داره که شرکت عظیم به هفت اسم هفت تپه به این روز افتاده. اون دلیل چیه؟ شخصی به نام اسدبگی، خانواده به نام اسدبگی، خانواده اسدبگی شرکت رو توی 5-6 سال شرکت به اون عظمت رو به این روز انداختن. دلایل مختلفی وجود داره، اتفاقات مختلفی افتاده، بحث حقوقها، بحث قراردادها، بحث اخراجیها و بحث خود تولید و اتفاقایی که افتاده، خامفروشی زمینها، اجاره زمینها، خروج ادوات. عرض به حضورتون الان میبینید که اصلا انبار در واقع نیشکر خالی شده توی این مدت، خالی کردن انبارو و یه اتفاق بدی داره میفته. الان امروزه در واقع مطالبه اصلی کارگرها بحث خلعیت مالک فاسد شرکته
و من همینجا از قوه قضاییه تقاضا میکنم. الان میبینید که پرونده چندین پرونده ایشون داره توی دادگاه، هم پرونده در واقع اخلال در نظام ارضیه، هم پرونده ارتشا رو داره و هم پرونده اصل واگذاری هست. اینها به جریان افتاده، بخش زیادش رفع شده و خبر داریم ما که بحث خلعیت هم به نتیجه رسیده و قوه قضاییه در واقع توی دادگاه حکم داده. منتها دلیل اینکه حکم اعلام نمیشه نمیدونم چیه. واقعا ما تقاضا داریم از هر کسی که میشنوه این صدا رو، این بحث خلعیت شرکت رو تا شرکت بیش از این نابود نشده اعلام بکنن و ایشون خلعیت بشه. الان اتفاقات بدی داره توی شرکت میفته، هم بحث تولید هم بحث حقوقها شرایط بدی داره. الان کارگرها دو ماه در واقع بحث بیمه هاشون اینا خیلی مشکل داره، بس حقوقاشون دقیقا با دو ماه تاخیر داره پرداخت میشه. الان بچه ها تازه برج حقوق برج 12 رو گرفتن، در واقع ایدی پاداشون مشکل داره. میخوام بگم این اتفاق خیلی بدی داره میفته اونجا، 4-5 هزار کارگر مورد فشارن و تنها راهش هم اینه که سریعا در واقع این بحث خلعیت آقای اسدبگی از شرکت انجام بشه و شرکت به اون روزش روز اول انشاءالله با یک متخصص و یک مجموعه متخصص واگذار بشه و به دوران اوج خودش برگرده که انشاءالله بیش از این تولید توی کشور آسیب نبینه. خب خیلی ممنون، خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنون. حالا من به این بحث رو میخوام انجام بدم. میخوام اجازه بدید آقای سبق اجازه دادم شما رو برم پایین دوباره که خدمتتونم. باش عزیزتون، خدا نگهدار. پایین بمونید شما، من بازم شما رو اگه خواستیم میرم بالا. مرسی. یک از دوستانی که حالا خودش توی بعد از کارگران دیجیکالا بودم خواستش که بیاد بالا، من ببینم پیداشون کنم بیارمشون بالا. یک از مسائلی که مطرح شد این بود که خب این خواسته ها از جای بعد مطرح شد. من الان دارم نگاه میکنم، خیلی اول اتفاق مهمیه. ببینید شما در سال گذشته مثلا 1915 تا ما اعتراض داشتیم که حدود 111 تاشون به تهران و به مراکز استانها رسیده. یعنی ما برای اولین باری که داره اعتراضای کارگریمون فشرده‌تر و به سمت سراسری شدن میره. یعنی من براتون یه آماری بخونم، کل اعتراضات بقیه گروه‌های اجتماعی رو براتون بخونم ببینید چقدر بوده. کلا 600 تا بوده. مال باختگان 94 تا، کشاورزان 91، اعتراض به دنبال تعطیلی مرکز کسب و کار به خاطر کرونا 39 تا، دستفروشان 12 تا، جوانان جویای کار 11 تظاهرات، دانشجوهایی که اینقدر ازشون قبلا چه میدونم فکر میکنن که خطر امنیتی هم کلن 31 بوده، ولی مجموعه کارگرا 1921 اعتراض بوده. توی استانها چقدر بوده؟ معلم ها 56 تا اعتراض داشتن، کارکنان مراکز بهداشتی 10 تا، بازنشسته ها 5 تا و دیگر کارگران 40 تا. برای همین به نظر من این قضیه همین الان ما حرف میزنیم دیر شده. اگه کسی به شما بگه که نه هیس اینا مسئله امنیتیه، بعد وایسی محکم بگه اتفاقا برای ما چون امنیت مهمه، ما ایم که امنیت میفهمیم. شما دیر 40 سال داری دیر رسیدی به این نقطه و شما داری با آتیش بازی میکنی. خب یعنی همین الان هم شاید 10-20 سالی که این موضوع دیره. همونطور خصوصی سازی های دهه 80 نمیرفتن کارگرایی که به خصوصی سازی اعتراض کردن و باشون با اینقدر با شدت و حدت برخورد کنن، الان خصوصی سازی مسئله امنیتی و مسئله امنیت ملی نبودش. موضوعی که هست اینه که من میخوام با کی صحبت کرد. من فکر میکنم که یکی از مشکلات این تشکل ها اینه که همیشه وایستادن ببینن که دولت کیه. دولت هم خانه کارگر بوده، آدم ها رو دنبال نخستی ها فرستاده. من معتقدم که تشکل های کارگری باید تخم مرغاشون تو سبد های مختلف بذارن، سراغ خیلی ها برن، سراغ مجلس برن، یه نماینده اگه جواب دار همون رو گیرش بیارن، اگه یه نماینده دیگه خواست شعاف کنه بگن آقا تو هم بیا، تو هم اضافه شو، سراغ قوه قضاییه رو برن. سوالی که من از همه دوستان دارم و کسایی که میخوام بالا بیارم دارم این که به نظر شما آقای رئیسی که حکم خیلی از این کارگرا هم شکست تازی که درسته، یعنی در این سال هم ما باز حکم شلاق و حکم برخورد امنیتی با کارگرا داشتیم، قوه قضاییه آقای رئیسی شکست. چقدر با قوه قضاییه بخش آقای رئیسیش، نه بقیهش من هیچ توهمی ندارم، خب ولی با بخش آقای رئیسیش به نظرتون میشه ازش کمک خواست؟ میشه درگیرش کرد سر مسائل کارگری؟ و چه مقدار از مجلس، کدوم نماینده ها، میگم با نیت خیر با نیت پاپولیسی فرق نمیکنه، از اونها میشه کمک گرفت؟ بقیه نهادهای نظام سراغ کدومشون میشه رفت؟ کدوم مجموعه نهادها رو میشه درگیر کرد که بشه بحث رو رسانه‌ای کرد، بشه بحث رو عمومی کرد و بشه بحث رو در سطحی مطرح کرد که این گره باز شه؟ حالا شما به این فکر کنید و قبل از اون من دوستمو دعوت کردم. سلام بفرمایید. سلام خواستم علیزاده، وقتتون بخیر. خواهش میکنم، شما بخیر. من خواستم این جمع یه کارگرم باشه، من چند تا تجربه کارگری داشتم. زنده باشی. من توی دیجی کالا حالا کار کردم، کارگر انبار بودم. حالا این 12 ساعت کاری که شما اشاره کردید تو حرفاتون واقعا انجام میشه.
یعنی من هم اوایلی که وارد دیجی کالا شدم 7 شب تا 7 صبح یه گروه بودن، 7 صبح تا 7 شب یه گروه دیگه، و این اصلا حق انتخابی نداشتن تو این زمینه، حتما باید همین 12 ساعت رو باشن. حالا سیستم کاریشون جوری بود که 4 روز کار میکردی یه روز آف، یعنی یه روز باید تعطیلی داشته باشن، که اون یه روز تعطیلی هم حتی ازشون میگرفتن، مواقعی که فروش زیاد باشه سودشون در میون باشه اون یه روز تعطیلی هم حتی بهشون نمیدادن، یعنی میگفتن اون یه روز هم حضور 100% پرسنل الزامیه. که حالا این بحث، حالا من توی نوشتم یه چند تا موردی که بنویسم که توضیح بدم بهتون، که جدیدن ببینید همش داره پرسنل استخدام میکنه که کسی نمیتونه بمونه تو اون شرایط سخت کاری که ایجاد کرده. حالا بگذاریم، جایی هم بودم که اصلا بیمه نمیکرده و اصلا اضافه کاری نمیداده، حداقل اینجا داره اضافه کاریشو میده، بیمهشو میکنه، ولی کار اجباریه، یعنی کسی که محتاج این کار بعد این دستمزد رو بگیره مجبور اون 12 ساعتو بیاد، مجبور اون آفشو بیاد، حق استراحت نداره، یعنی در واقع زندگیش با کارش گره خورده و عملا زندگی نمیکنه. یکی این موضوع. یه سال شما قرارداد داشتین؟ بله بله. چند ماهه؟ اول قرارداد 1 ماهه میبندن، بعد حالا 2 ماهه 3 ماهه قرارداد ماه به ماه، یعنی بوده دوستای من کسایی که نگران این بودن که قراردادشون تمدید بشه یا نشه، ولی برای من که مهم نبود، ولی کسایی که متأهل بودن، کسایی که واقعا به این پول احتیاج داشتن، گفتن کاش قرارداد ما رو بیشتر ببندن، 6 ماه ببندن که خیالشون راحت تر بشه. فکرشون درگیر این بوده که آقا این 3 ماهه چرا بستن، بعد 3 ماه منو بیرون نکنن، بعد 2 ماه منو بیرون نکنن، به این صورت بوده. حالا یه چند وقت شما دیجی کالا بودین؟ آقای محمد شما سوالی اگه دارین بفرمایید. 3 ماه. ببین راننده سرویس علنا میگه شما احمق این که دارین میگین، بذارین من توضیح بدم. علنا میگفت که شما احمقین که دارین میان اینجا کار میکنین. چرا؟ چون خودش تجربه داشته، یکی معرفی کرده بوده، اومده بوده اینجا کار کرده بوده و مشکلات جسمی براش به وجود اومده بوده، یعنی چون انقدر سنگین بوده کار، اون پولی که به دست آورده 2 برابرش خرج بدنش کرده. به این صورت که میگم راننده سرویس ما وقتی همچین تجربه داشت علنا به ما میگفت شما واقعا احمقین. حالا در مورد پاداشا، یه سری پاداشا تعیین می‌کردن که مثلا توی ساعت شما بالای 300 تا کالا جایگذاری کنی، بالای 500 تا کالا پیک کنی برداری. این کالا، این پاداشا برای چی بوده؟ به خاطر اینکه حالا من کلمه دیگه به ذهنم نمیاد، خرکاری بگیرن از طرف، خرق با یه نیروی 2 برابری بذاره توی کار، خودشو فدای اون سازمان کنه که به خاطر اون پول. حتی بعضی موقعی که این پاداشو تعیین می‌کردن، اون پاداشو نمیدادن و جایی هم نمیتونست اعتراض کنه، چون اون سازمان یه پاداشی رو تعیین میکنه، تو خودتو فدا میکنی، حالا ندی میخوای اعتراضتو به کی کنی، به کجا میخوای انجام بدی؟ چند تا کارگر داری دیجی کالا؟ تعدادشو نمیدونم ولی خیلی زیاده. 2 قسمت، حالا از آمازون فکر کنم اینا الگو برداری کرده باشن. 100%. حالا خیلی جالب، من سوالی که از آقای رحمانی و از آقای محمد بلی دارم به عنوان خبرنگار، چند تا به حال گزارش تحقیقی درباره دیجی کالا و نحوه استثمار کارگراش توی ایران منتشر شده؟ آقای محمد علی شما میخواین اول بفرمایید؟ والا من هر از گاهی یه چیزایی میشنویم، ولی ببینید خود این دوستمونم احتمالاً تا زمانی که اونجا شما شاغل بودید در واقع قدرت این که بتونید بیاید توی رسانه از مشکلات دیجی کالا بگید. نه من اصلا شده دیجی کالا برای من مهم نبوده، اگه کسی میومد سمت من حتما میگفت، اصلا برای من پولش مهم نبوده، من به دلایل 3 ماه اونجا بوندم که آره، حتی مادرم ببینید مادر من قبل از اینکه من برم دیجی کالا به من اصرار میکرد که این شرکت که ذهن همه ایرانی بزرگترین سایت اینترنتیه، بزرگترین سایتیه که داره فروش کالا میکنه، دلالی هم داره میکنه، تازه خودش همه چیزشو نمیفروشه، یه دلاله به نظر من. وقتی بزرگترین چیز مادرم میگه برو اونجا استخدام شو، کار خیلی خوبیه، به عنوان کارگرم باشی هست. ولی خود مادر من که اینو میگفت، وقتی میگه من 12 ساعت دارم اونجا کار میکنم، 1 ساعت تو مسیر رفتم، 1 ساعت تو مسیر برگشتم، عملا فقط میام خونه میخوابم، دوباره بیدار میشم، دوباره میرم همون کار رو میکنم، میگفت نرو. بعد 1 ماه گفت چرا داری این کار میکنی؟ مثلا چقدر بودش؟ دقیقا حقوق وزارت کاری، یعنی هم دقیقا طبق قانون وزارت کار که اون یه ماهی که مثلا آفار اما میگرفتن 4700 میشد، اون روزایی که حتی مثلا ما اون یه روز تعطیلی نداشتیم بودا مثلا نزدیک 5 تومن میشد، اگه نه مثلا آفامون رو داشتیم و همون ساعت بعض موقع 12 ساعته میشد، مثلا همون ساعت معمولشون میرفتیم 3 خورده ای بودش. من سال قبل اونجا بودم.
حالا این داستان همین که میگی، خب بخیر آمازون که جف بزوز الان دیگه در این چند ماه گذشته ثروتمندترین مرد تاریخ جهان شد، که صاحب آمازونه، همه میدونید دیگه، و میزان استثماری که آمازون داره خب بی نهایته. یعنی ما چیزایی داریم ازشون میشنویم که فقط در دوره بعد از احساس میکنم این کاری که دارن اونجا انجام میدن کار ربات، نه کار انسان. اون چیزی که من داشتم، من یه نکته رو داستانو بفهمید، من یه نکته رو حالا درباره این پیگیری مطالبات حالا دیجیکالا بگم. ببینید یک سری جاها، حالا من به عنوان خبرنگار که تو این حوزه فعالیم، یک سری شرکت ها مثل اسنپ، مثل تپسی و اینها هستن که ما مستقیما با اون نیروی کار در ارتباطیم، یعنی سوار ماشینشون میشیم، باشون در ارتباطیم، درد و دل میکنن و ما میشنویم صداشون رو. از اون فراتر مثلا درباره معلم های قراردادی همین جوریه، یعنی فضا همینه، ما باشون در ارتباطیم، یا کادر درمان، پرستارهایی که قراردادی هستن، ما باهاشون در ارتباطیم و مشکلات و مطالباتشون رو مستقیما میشنویم. منتهی شرکت های مثل دیجی کالا که عملا ما اون نیروی انباردار رو نمیبینیم و از خودشون هم، من یادمه اسنپ چند وقت پیش این بخش اسنپ فود موتور سواراش یه جنبشی اسمی هم گذاشته بودن خودشون، بایکر های همچین اسمی داشت، که اسنپ به مشکل هم خورده بود به خاطر حقوق و مزایا و اون درصدی که ازشون میگرفت، اینها اعتصاب کرده بودن و سفارشات رو نمیرسوندن و این صدای رسید، یعنی خودشون یه حرکتی انجام دادن، خبرنگارها مطلع شدن، خود ما و خیلی از خبرنگارها گزارش تهیه کردن و صدای اونها شنیده شد و راننده های اسنپ و حالا تاکسی اینترنتی همینطور. منتها کارگرهای دیجی کالا، خصوصا اونهایی که تو انبار هستن، من خبرنگار شاید از بیرون ارتباطی باهاشون ندارم و شاید ندونم ممکنه چه اتفاقاتی براشون بیفته و تک و توک هستن کسانی که ممکنه اینطور مثل کاری که حالا راننده تاکسی اینترنتی یا همون بایکرهایی که گفتم انجام میدن صداشون برسه ما بتونیم پیگیری بکنیم. دیجی کالا رو من شاید این تا گزارش در ارتباط باش نوشته باشم. بله شما حتما بگیم، من قبلش من این نکته بگم اینجا. ببین بحث ما چیه؟ اولا که بحث ما امشب درباره مطالباتی که کارگرها میتونن تو انتخابات 1400 داشته باشن. من شخصا معتقدم اگر قراره که ایران بتونه از استقلالش دفاع کنه، من شخصا فکر میکنم که تحریم ها تو وین هم اگه برداشته بشه، یه هفته بعدش ممکنه جای دیگه دوباره شل کن صف کن شه داشته باشه. و من معتقدم که اگر ما قراره که بتونیم له نشیم زیر یه شم پکیج فشار حد اکثری دیگه، باید بتونیم طبقات دهک های پایین مون رو که دارن بیشترین فشار رو تحمل میکنن رو باشون کنار اونها قرار بگیریم و از اونها حمایت کنیم. اگه قرار 5 سال دیگه تحریم بخشش باقی بمونه، که مطمئن باشید حتما باقی خواهد مون، فارغ از اینکه ما موشک هم بدیم بازم تحریم باقی خواهد مون، ما باید نگذاریم دهک های پایین ما به مختل برن، فشار اونقدر زیاد شه که از اون طرف هم بتونن بکشونشون به خیابون و وضعیت پیچیده و پیچیده تر شه. برای همین من تقاضام و به شکلی تقاضا و التماسم از نیروهایی که اتفاقا یک دنبال استقلال ایرانن، دو نگرانی هستن که نظام فروپاشی نشه، اینه که اونها بیان و این مطالبات رو بهش جواب بدن. و از کارگران هم میخوام که این انتخابات نگذارن که با وعده‌های دروغ که ما بیایم یارانه بهتون میدیم، ما بیایم شما آزادی پیاده راه زنان و مردونه، نگذارن که ذهنشون رو به تسخیر ببرن. کارگرا باید تمرکزشون رو در یه ماه و نیم آینده حفظ کنن سر مطالبات. و همونطور هم که صحبت کردیم، مهمترین مطالبات یک بحث حداقل دستمزد بود و دومی بحث قرارداد موقت ها بودش، خب که این قراردادها نباید اینقدر غیر انسانی باشه، و سومین بحث تشکل ها بود که این حق کارگراست، وگرنه اون حقوق قبلی رو نمیتونن بگیرن. حالا نکته که من میخوام بگم اینه که نقش رسانه ها رو رسیدیم بهش، و اینکه تو انگلیس هم آمازون، تو آمریکا هم تو آمازون داره استثمار واقعا جهان قرن 19 همی میکنه، ولی ده ها و صد ها مقاله و گزارش تلویزیونی در موردش نوشته شده. همین دیجی کالا رو که شما نگاه میکنید، دیجی کالا براش وجهش مهمه، یعنی روابط عمومیش. اگه یه دونه خریدار بیاد بگه که دیجی کالا که امروز برام آوردن یه خورده بسته من پاره بود، دیجی کالا میاد تو توییتر عذرخواهی میکنه، براشون گل میفرسته، هزار تا الچم اسمش چیه پاچه خاری میکنه که وجهه دیجی کالا چم به هم نخوره. ولی این که مثلا کارگر رو 12 ساعت گذاش کار کشیدن و آخرش هم میدونم حق و حقوقشون ندادن و به عنوان به قول شما مثلا ربات استفاده کردن، این اصلا شنیده نمیشه که کسی بخواد به بچه دیجی کالا ضربه بخوره. و همین خریدار باید بدونه اون جنسی خوشگلی که میخره تو خونه میذاره پشت سرش چه استثماری بوده.
اینا دیگه تو چین و بنگلادش اتفاق نمیفته، تو انبار تو تهران و اصفهان داره اتفاق میفته. و این به نظر من یه رسانه میخواد که اینا رو بیاد بگه، اینا دیگه نه به دشمن مربوطه نه هیچی. اینکه دیجی کالا، اسنپ، چه میدونم این شرکت های خیلی لوکس خوشگل چگونه دارن با کار نیرو کارشون رفتار میکنن چیزیست که همه باید بدونیم. و حالا از این مشکل دیگه این که خود چه میدونم خود مخاطبام هنوز این قصه ها براشون مهم نشده، یعنی براشون اونقدر اهمیت نداره. قصه این که میگم یه بچه تو سطل آشغاله براشون جذابیت بیشتری داره، ولی این که مثلا هزاران کارگر رو الان تو این شرکت های جدید اینترنتی چه بلایی سرشون میاد براشون اهمیت نداره. ببخشید من تو حرف شما رو قطع کردم، بفرمایید. من بگم؟ بله بله. ببین این آیه رحمانه این شما نکنم وقتی اینو میگه، کارگر اصلا دغدغه فکریش یه چیز دیگه است، اصلا صداشو بیاد برسونه. دغدغه فکریش نیست که صدا برسه، دغدغه فکریش میاد که اگه صداش یه همتی باشه که اگه صداش برسه حل بشه، آره دغدغه فکریش میشه. ولی به من به صرف این که فقط صداش برسه دغدغه فکریش نیست. این که شما میگید که اصلا توی انتخابات آینده اصلا کارگرای ما اصلا به فکر انتخابات آینده نیستن، به فکر مشکلات خودشون، مشکلات زندگی شخصی خودشون، ذهن بازی مثل شما آقای رحمانی و این دوستمون ندارن. حالا من میخوام بگم که این رسانه‌های خارجی که میان حجاب اجباری رو میگن، ما کار اجباری رو توی جامعهمون داریم. چرا هیچکی نمیاد در مورد این کار اجباری که حالا من به چش دیدم باهاش مواجه بودم حرف بزنه؟ خب معلومه فقط مسئله سیاسیه، مسئله دلسوزی نیستش که حالا چه اصولگراش چه اصلاح طلبش هم که تو این بحث ورود میکنه، همه مسئله دارن سیاسی میبینن که دارن به این صورت برخورد میکنن. این کارگر اگه ضد نظام بشه، ضد حکومت بشه، دقیقاً حق داره. چرا؟ چون زندگی نمیکنه تو این جامعه که بتونه اصلا فکر کنه که آقا نظام خوبه یا نظام بده. حالا من خودم یکی از طرفدارای حکومت هستم، نظام هستم، ولی کسی که فکر نمیتونه بکنه علنا تو وقتی شرایط زندگی خودش رو میبینه میگه این شرایط من مسببش نظام، حقم داره که باشه. حالا من راه حلاش هم حالا سه تا راه حل به ذهنم رسیده بوده میخوام بگم. یکی از این راه حل‌ها اینه که بعد 10 سال که کارگر داره یه جا کار میکنه، یه سهمی باید توی اون مجموعه داشته باشه. حالا بعضی از کسایی که تو سهامیه عام، شرکتای سهامیه عام میان سهام حالا در اختیار کارگرشون باید بذارن، ولی کسایی هم که نیستن بالاخره تو اون سرمایه سهیم باشه. و حالا وزارت کار بعد حالا مزایا و یا وام هایی که میخواد حالا به این شرکت ها این سازمان ها بده، بعد در صورتی بده که حمایت از کارگر اونجا محرز شده باشه، حالا نه نمادین و نمایشی. یکی دیگه هم این که رسانه باید صدای کارگرها باشه. از من کارگری که اومدم بیرون از اون سازمان دیجی کال، من دیگه به قول دوستمون ترسی ندارم که تو اون مجموعه چه بلایی میخوان سر من بیارن. چون دیگه زیر مجموعه رسانه‌ای تماس گرفتید که پخش با هیچ رسانه‌ای تماس گرفتید که بهشون بگین چه خبره تو اونجا؟ این من خودم قصدش هم به دیجی کالا بگم هم به یکی از رسانه‌ها بگم، ولی من تو اون زمان توی شرایطی بودم که اینقدر قرض و بدهی داشتم اصلا نمیتونستم برم سمت همچین، حالا تازه دارم شرایط حالا زندگی مثل عادی میشه، ولی اصلا تو اون زمان میگم وقتی اصلا من فکر من یه چیز دیگه است، فکر مهمتری دارم، نمیتونم بیام تمرکز کنم که آقا بیام به رسانه اطلاع بدم، پیگیری بشه، دیدگاه کلی تا دیدگاه بیرون تری داشته باشم مثل شما. یکی این مسئله است که الان مثلا رسانه میتونه رسانه این نیست پیدا کنه کسی که حالا با این مشکلات مواجه هستن. چرا دقیقاً وظیفه‌شون میاد؟ اجازه بدیم دقیقاً همین بحث هستش. من اجازه بدین شما رو از اون مرخص، اگه دوستانی میخوان بیان بالا و صحبت کنن به من پیام بدن تو اینستاگرام. صحبت داشتن. یه سوال علیزاده ببخشید. ببینید که دیگه راه حلا تعزیرات شهرداری که میاد بالا. اجازه بدین حالا این راه حل ها، خب چند راه حل ها رو من میخوام از شما مرخصی بگیرم. خب اگه اجازه بدین که دوستای دیگه بتونن بیان بالا، خیلی خیلی ممنون و لطف کردین که و حالا پایین باشید. من با سعی میکنم که اگه باز وقت شد تا پایان بحث شما رو بالا بیارم. آقای محمد علی شما بفرمایید و ببینم که دوستای دیگه که میخواستن بیان بالا کی هستن. اگر میخواین بیان بالا به من یه پیام بدین توی اینستا، تا پیام بدین، ریکوست نفرستین و پیام بدین و در چند خط بگین در مورد چی میخواین صحبت کنین تا اینکه من بتونم شما رو بیارم بالا. آقای محمد علی شما بفرمایید. آقای رحمانی من به عنوان آخرین صحبتی که اینجا بخوام بکنم، چون من از اول لایف بودم و بهتره که برم تا بقیه هم بتونن بیان صحبت بکنن، میخوام جواب دوستمون آقای صباقی رو بدم. از من پرسیدن که حالا با یه لحن دیگه خیلی در واقع آرومتر، ولی اصل حرفشون این بود که آقا این حرفی که تو داری میزنی، میگی به یه بنبست خوردین، به جای اینکه شبیه مثلا اون طرف آبیا فقط انتقاد کنی، یه راه حلی هم بده. خب این حرف درستیه.
ببینید راه حلی که من تو دو جمله بخوام خلاصه بکنم در جواب این پرسش که بله ما میدونیم از بین این سه مشکلی که عرض کردم یعنی دستمزد و تشکل‌ها و امنیت شغلی تشکل‌ها هستن که باید در واقع اولویت قرار بگیرن به خاطر اینکه اگر تشکل قوی داشته باشیم ممکنه بتونیم اون دو خواسته دیگر هم داشته بتونیم بگیریم ولی نکته چیه؟ اینه که در قدم بعدی اینه که علاوه بر تشکل باید اون کارگر امنیت شغلی دفاع از در واقع وظیفه نمایندگیش رو هم داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که اگر بخوایم خیلی عاجل نظام فکر کنه که آقا دیماه اتفاق افتاده، آبان اتفاق افتاده و حادثه بعدی کیه و من الان چطوری میتونم پیشگیری کنم مثلا با تشکل سازی، یکی از راه های تشکل سازی به نظرم در شرط فعلی که کارگر امنیت شغلی حضور در این تشکل ها ندارن اینه که تصویب یک قانون فوری برای اینکه نماینده‌ای که وارد اون تشکیلات رسمی میشه حداقل 2 سال تضمین امنیت شغلی داشته باشه و بلکه یکم بیشتر، یعنی یه جوری باشه که کارفرما اون از بین 5000 نفر اون 4-5 نفری که انتخاب شدن اون چند نفر رو نتونه به راحتی اخراج کنه. این قدم اول برای اینکه بتونیم یه پایه‌های اولیه ساخت تشکل رو بسازیم. قدم دوم تصویب قانون اعتصابه. شما توجه کنید ما سرفصلی در قانون کار داشتیم ولی در شرایط جنگ و هزار جور دعواهایی که اون موقع سر قانون کار بود این سرفصل بنا به مصالح اون زمان از قانون کار کنار گذاشته شد، ولی امروز ما بیشتر از هر چیزی به این قانون احتیاج داریم به خاطر اینکه اگر ما قانون اعتصاب اگر تشکلی داشته باشیم بدون اون قانون اعتصاب اساسا کاری نمیتونه بکنه، ابزاری نداره بخواد چونه زنی بکنه و این همه اعتصابی که جاهای مختلف اتفاق میفته هر کارفرمایی در واقع اراده بکنه و یه سری در واقع پارتی و آشنا و چیزا هم تو مقامات داشته باشه میتونه اون اعتصابا رو در واقع به عنوان ترک کار محسوب بکنه، غیبت بزنه و اون کارگر معترض رو اخراج بکنه. این چه قانونیه؟ یعنی در واقع عملا عین بیقانونیه دیگه. اینکه ما بیایم در قدم اول امنیت شغلی محدودی مثلا بگیم حداقل 2 ساله برای اعضای شورای اسلامی کار یا تشکل مستقل بتونیم تصویب کنیم که کارگرا رغبت کنن وارد شن، در قدم بعدی برای اینکه کارگرا بتونن مبارزه کنن یک قانون اعتصابی که جاش خالیه تو قانون کار بهشون بدیم تا این اعتصاب چارچوب دار باشه و بتونن در واقع با حمایت قانون اعتصاب کنن. اون وقت تشکلی که قانون اعتصاب داره میتونه بره برای دستمزد بجنگه، میتونه در مورد بقیه مسائلی که در واقع روش فشار هست و در واقع از طرف شرکای اجتماعیش لازمه چونه زنی کنه میتونه با ابزار مناسبی چونه زنی کنه و طبیعتاً جامعه هم از عملکرد یه همچین تشکلی در نهایت راضی تر خواهد بود. بسیار خوب، آقای رحمان شما بفرمایید. من حالا توضیحات رفقا کامل تر بود منتها برای اینکه مطالبه ای صورت بگیره من این حرف رو توی موضوعات دیگه هم گفتم، تو بحث پیگیری معلم‌های قراردادی گفتم، پرستارها هم گفتم، اینجا کارگرها هم میگم، همین تکمله حرف آقای محمد ولیه. باید یک جریان منسجم مطالبه‌گر وجود داشته باشه، حالا میخواد تشکل باشه، میخواد انجمن باشه، میخواد نمیدونم یک جمعی باشه که این مطالبات رو مدون بکنه. الان این تا تجمع همونطوری که خودتون عدد دادید توی کشور بوده و اعتراض بوده نسبت به مسائل کارگری، خیلی‌هاش رو منی که خبرنگارم و حوزه تخصصی من هستش این مسئله اصلا ازش مطلع نبودم، کمان که خیلی‌های دیگر رو هم خیلی اتفاقی متوجهش میشیم و نه یک جایی میاد درست این مطالبات رو مدون میکنه و خواسته های کارگران لیست میکنه که بفهمیم دقیقاً چه چیزی میخواد، حالا متناسب با اون فضایی که داره کار میکنه. و هم خیلی ها به خاطر اون نبود امنیت شغلی که توی فضای کاریشون دارن که مصداق بزرگش ویترین اصلیش همین هفت تپه هست و اتفاقاتی که برای محمد خنیفر و بقیه رفقاش افتاد، اون امنیت شغلی مانع میشه که اونها بتونن حرفشون رو بزنن و کارفرما به هر دلیلی درست یا غلط کارگر رو به راحتی اخراج میکنه و شغلش رو ازش میگیره و کسایی که خب به هر حال زن و بچه دارن و تو این وضعیت اقتصادی و معیشتی تنها راه گذران زندگیشون همین کاریه که دارن، مادامی که این تشکل‌ها از اون فضای سیاسی و جریانی و ترس ساختاری که وجود داره فاصله نگیرن این مطالبات به جایی نمیرسه. رسانه هم به هر حال یک قدرتی داره، خصوصا وقتی این فضا برای خیلی از خبرنگارها جذابیت نداره، یعنی فضای اجتماعی و مطالبه. حالا من بپرسم چرا جذابیت نداره؟ چرا اصلا موضوع کارگری تو ایران اینقدر کم جذابیته؟
ببینید یکی از نکاتش اینه که به هر حال زحمت داره، یعنی همون حرفی که آقای محمد ولی گفتن، پشت میز نشستن برای این مدل کار تو فاز اجتماعی آورده ای نداره، یه کار روتین عادی خبر زدن، کپی پیست کردن. تو فاز اجتماعی شما باید پاشی برید توی میدون و محتوای میدانی آماده بکنی، این سختی کار خاص خودش رو داره. از طرف دیگه نهادها و سازمانهایی که تو حوزه اجتماعی شما باهاش ارتباط دارین خیلی نهادها و ساختارهای کهنه و تلخ و سیاهی هستن. شما باید در ارتباط موضوعات قضایی و حوادث بنویسی، شما باید در ارتباط با موضوعات انتظامی بنویسی، در ارتباط با موضوعات آموزش پرورشی، که همشون خیلی نکات منفی و سیاهی وجود داره متاسفانه، و خیلی از خبرنگارا خیلی علاقمند نیستن، ترجیح میدن تو حوزه فرهنگی، تو حوزه اقتصادی و حوزه این تیپی کار بکنن، و خیلی ما کم داریم خبرنگاری که دردسر فضا اجتماعی رو بپذیره، تو این فضا بخواد فعالیت بکنه. نکته بعدیش این هستش که همون نکته‌ای که ابتدا گفتم، حالا آقای محمد ولی یک توضیح خوبی دادم، من می‌خواستم بگم، مثلا میگم اینجا حالا ما با اف بی آی طرف نیستیم، ما هم جورج فلوید نیستیم، مثلا کسی خفمون کنه بریم توی تجمعات و اینها شرکت بکنیم، نه، اتفاقا نکته اینه که چیزی که من می‌خوام بگم، خیلی این مدل گیر دادن‌ها و نظارت‌هایی که وجود داره سازمانی و اداریه و قابل حله، یعنی انقدر ساده است. گاهی یک مأمور انتظامی به ما میگه که مجوزت برای این تجمع کجاست، یعنی انتظار داره برای یه تجمعی که مثلا 50 تا کارگر دیشب تصمیم گرفتن که فردا صبح برن جلوی وزارتخونه، من از وزارت کشور مثلا مجوز داشته باشم. نمیدونه که خب این اصلا پروتکل و ساختارش این نیست و انقدر برای ساده است مسئله و توجیه نشده است. یه سری چالش ها تو فضای اجتماعی هست که خیلی هاش روانیه و سختی کار عجیب غریبی داره که خبرنگار خیلی پیگیرش نیستن، و از همه اونها سخت‌تر و عجیب غریب‌تر هم فضای کارگریه که خب سالهاست متاسفانه هم انخورش خیلی راحته، یعنی خیلی راحت برچسب میخورید که شما تو فضای کارگریش و مطالبه گری میکنید. حالا یه باوری از گذشته وجود داشته که حتما تو انگار توی نهله فکری چپ داری زندگی میکنی و حتما تو اون فضایی که داری از کارگرها دفاع میکنی، واسه همین خیلی راحت برچسب میخوری، و از اون مهمتر این که آورده ای واسه خیلی از خبرنگارها نداره، یعنی شما خودت هم کارگری و هیچ آورده ای برات نداره، صرفا مطالبه گری کردی. پس شما معتقدید من یه جمله بگم دیگه خداحافظی کنم ازتون در ادامه صحبت همکارم؟ لازم نیست خداحافظی کنم، میخواین شما نه آخه دیگه الان خیلی وقت روی بالا بودم دیگه، برم اگر دوباره لازم شد. ببینید صحبت خیلی دقیق بود، من اینم اضافه کنم که علاوه بر همه این مشکلات یک نگاهی داخل تحریریه وجود داره، حالا من روزنامه ایشون رو نمیدونم، ولی تو رسانه‌هایی که من کار کردم جایی بوده که عنوانی به اسم خبرنگار کارگری وجود نداشته، غیر از ایلنا که در واقع مجبور بودن چیز باشه، تو روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که من کاریم عنوانی برای این وجود نداشته. تو وارد میشی باید بجنگی سر انتشار تک تک اون خبرها، اونم با در واقع کارفرمایی که اسمش سردبیر یا مدیر مسئول و خودشو کاملا در جایگاه کارفرما میدونه و سعی میکنه هر سنگی جلو پای تو بندازه که این خبر منتشر نشه. مثلا در مورد اون خبر اون دوستمون که از دیجی کالا داشتن صحبت میکردن، شما فکر کنید که همین امروز نه فقط تو رسانه های سیاسی که کار کارگری توشون خیلی سخته، تو همین خبرگزاری که اسم کارگرا هم یدک میکشن در واقع از اعتبار اونا ارتزاق میکنن، شما فکر کنید یه خبرنگار بخواد مشکل کارگری دیجی کالا رو منعکس کنه و به همین دوستمون استناد کنه، اولین چیزی که میگن آقا کارگری که اخراج شده که اصلا اونجا رابطه شغلی نداره، که برای چی باید ما این خبر این آدمی که پس فردا اگر شکایت کردن نمیتونه بیاد دفاع بکنه رو مثلا بزنی، و این کوچکترین مشکله، هزار جور مشکل میذارن تا تو به این نتیجه در نهایت برسی که آقا دور این خط کارگری و خط که چرا؟ به خاطر اینکه مثلا اگر فلان رسانه امروز خبر از دیجی کالا بزنه فردا آگهیش خط میشه. شما حساب کنید گردش مالی تبلیغات دیجی کالا تو رسانه‌های داخلی چقدره، و اگر یه گوش رسانه رو بگیرن اون حاضر هر کاری براشون بکنه. این که حالا یه خبرنگار بازیگوشی بخواد این وسط خبر بزنه که دست خودش نیست. شما ببینید ساختار رسانه متصل به قدرت، متصل به آدمای رانتی، و خب اون آدم‌ها طبیعتاً حاضر به هزینه در این زمینه نیستن. من فکر کنم اینم موضوعی که باید بشه. منم یه نکته رو اگر اجازه بدید بگم آقای علیزاده، دیگه خیلی فهمت. صحبت شد، من عذرخواهی میکنم. ببینید این نکته ای که آقای محمد ولی گفتن درو تشکیل شده که حالا من این توضیح فقط قبل از بدم، اولا دوستانی که میخوام بیان بالا، من حالا آیه دادخواه هم دوباره بالا میارم، الان میخواستم این کامنت رو ببندم، یه 10 20 دقیقه دیگه ادامه میدیم. من نه تخصصم حوزه کارگری نه چیز دیگه، ولی احساس کردم که وظیفه‌مه که امشب یه توجه اندکی بدیم، چون
بازی فوتبال چه میدونم شمشک نوشهر رو چه میدونم استقلال صدها برابر بیشتر توجه میگیره از چیزی که میتونه. من به همه شما قول میدم از مذاکرات ظریف خیلی خیلی مهمتر در آینده ایران تاثیر بذاره. مسائل کارگری اگر حل نشه، اگر این دومل ادامه پیدا کنه میتونه. برای همین شما احساس کنید که پلتفرم مال شماست. من فقط وظیفه‌ام بود که این پلتفرم رو باز کنم. خواهش میکنم. من دو تا نکته کوچیک رو بگم کنم دوباره اگر لازم شد میام خدمت. باش قربان شما. من دو تا نکته کوچیک بگم آقای علیزاده. امروز من یک مقاله‌ای داشتم می‌نوشتم، خیلی مسئله محیط زیستی بود، یعنی این گزارشی که جدیداً توی نیچر چاپ شده در ارتباط با بحث سفره‌های آب زیرزمینی ایران. بله خیلی مسئله مهمیه و نکته جالبی که وجود داره، من با همه اعضای کمیسیون در این جمله بگید که بحث اینه که در هزار سال آبی که سفره آب هزار ساله رو در 10 سال ایرانی‌ها مصرف کردن، درست؟ بله دقیقاً یه درصد عجیب غریبی از آبی که ما بعد 1000 سال استفاده می‌کنیم توی 10 سال توی ایران مصرف شد. علتش هم بلم قانونی بوده، جالبش اینه ممنوعیت برای حفر شاه‌ها وجود داشته، مثلا این ممنوعیت برداشته شده و یه تعداد قابل توجهی چای غیر مجاز کنده شده و خب سفره زیرزمینی آب ما همش مصرف شده و خب از بین رفته. نکته‌ای که وجود داره اینه که من امروز با تمام اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تماس گرفتم، همون کسایی که الان دارن نامه‌نگاری می‌کنن برای حضور یه نماینده توی ریاست جمهوری، همون کسایی که الان از صوت آقای ظریف خیلی شاکی هستن، منتها هیچ کدومشون نه تو صفحات شخصیشون نه توی رسانه‌ها هیچ صحبتی راجع به مسئله مهم نکردن، ماجرایی که سال‌هاست داره در ارتباط باهاش صحبت میشه. یعنی نه مسئولین مجلس نه مسئولین سازمان وزارت محیط زیست، می‌خوام بگم مسئله کارگری همینطوره، محیط زیست همینطوره، آموزش همینطوره، بهداشت درمان همینطوره، کسایی که نماینده مردم هستن و باید دغدغه کارگر، دغدغه کادر درمان، دغدغه معلم رو داشته باشن، توی این بزنگاه‌ها، توی این وضعیت معیشتی و اقتصادی هیچ صدایی از خانه ملت شنیده نمیشه. همه نگاه‌ها به انتخاباتی که حالا یه ماه دیگه دو ماه دیگه قرار برگزار بشه، نگاه‌ها به اونه و از اون بدتر اینه که حداقل با نگاه به اون هم نمیان راجع به این چیزا صحبت بکنن. شما تو روم‌های کلاب هاوس مثلا هیچ کس درباره آموزش پرورش صحبت نمی‌کنه، هیچ کس بهداشت درمان صحبت نمی‌کنه، شاید اون کارگرا صحبت نمی‌کنه، همه درباره جریانات سیاسی همون دوگانه مقاومت و صحبت‌های اینجوری داره صحبت میشه. بد نیست اونها هم باید در ارتباط باهاش صحبت بشه، ولی این موضوع موضوع جاریه و زندگی مردمه و مردم الان گیر مرغ و نون و روغن و اینجور چیزا هستن و خب هیچ کس در ارتباط باهاشون صحبت نمی‌کنه. اون نکته دوم که می‌خواستم بگم در رسانه، حالا شما تا حدی با روزنامه فرهنگان آشنا هستید و خب الحمدلله خدا رو شکر اونجا ما خیلی دستمون بازه و من در ارتباط با نکات مختلفی صحبت کردم و گیر من گیر رسانه‌ای نبوده. دیده میشه آیه فرهنگان مثلا بین نشان بین کارگران مثلا دیده میشه یا این کسان بله اگه عصر تماس گرفتید با ما، من بهتون گفتم آقای خنیفه همین الان زنگ زد وسط صحبت ما و از من تشکر کرد، یعنی کارگرها با ما ارتباط دارن و من این رسانه هستش که دیده میشه. من آدرس اینستاگرام شما رو بذارم اینجا برای دوستانی که میخوان گزارش بدن اگه بخوان چند خبری بله. دیجی کالا خواست گفت اگر اطلاعاتی دارن از جایی که مثلا داره یه مسئله کارگر اتفاق میفته با شما میتونن تماس بگیرن. دقیقاً بله هیچ مشکلی نیست، ما پیگیری میکنیم. می‌خواستم یعنی ما توی فرهنگان این محدودیت رو نداریم. منتها نکته‌ای که وجود داره، من یه گزارشی درباره انتشارات گاج زده بودم و یه بخشیش رو با یکی از سرکارگرهایی که حالا توی انتشارات گاج بود صحبت کرده بودم، منتها اون هم اون کارگر اون سرکارگرم هم همین مدلی بود که این دوستمون بودن، بعد اینکه از کار اخراج شده بود یا خارج شده بود از اون محیط کاری، تازه اومده و داشت مشکلاتی که تو اون فضا وجود داشت رو به ما میگفت و ما خب به نقل اون آدم گزارش تهیه کردیم و وقتی رفتیم دادگاه خیلی نمیشد دیگه بهش استناد کرد. چرا؟ چون آدم دیگه ارتباطی اون موقع با اون فضای کاری نداشت و مشکلی که ما داریم همینه. میگم ما یک سری از مشاغل رو باهاشون در ارتباط مستقیم هستیم، مثل اون تاکسی اینترنتی، مثل خیلی از مشاغل و کارگرایی که به هر حال به طرق مختلف میمونشون، ولی از اون هزار اندی اعتراضی که اتفاق میفته خیلی هاشون کسانی هستن که ما شاید هیچ وقت طول عمرمون نبینیم و بعد به هر حال یک ارتباطی یا از طریق تشکل‌ها، یعنی تشکل‌ها یک روابط عمومی داشته باشن، یک فضا ارتباط با رسانه‌ای داشته باشن که با رسانه‌ها ارتباط بگیرن، آقای فلان روزنامه فلان فلان کارخونه فلان کارگاه تعدادی کارگرش به این دلیل بیکار شدن، رسانه پیگیری بکنه. یعنی این کار تشکل میتونه باشه، همون کمایی که ما توی دانشگاه یه همچین ارتباطاتی و زمانی که کار تشکلی می‌کردیم با رسانه‌ها داشتیم و یا خود کارگرها ارتباط بگیرن. این چیزیه که به هر حال میشه مطالعه کرد. حالا من دو تا دیگه از دوستان بیارم بالا، کسایی که میخوان حرف بزنن، به ویژه اگر از بین کسانی که تجربه کارگری دارن که
کسی بالا بیاد که چه بهتر. آقای دادخواه من سعی کنم اضافه کنم. الان من یکی دیگه از دوستان دارم اضافه میکنم. یه لحظه اگه با من اینجا بمونید. بله من دارم ریکوست دادم. یه تکه از پادکست آقای محمد ولی رو گوش میکنیم اینجا. بعد دست پامون هم بستن پا گذاشتن تو گردن آقا صداتون در نیاد. ببخشید اگه میشه به صورت نشسته که خوابیده که نمیتونید شما در لایو شرکت کنید. من یه خورد آمدی ندارم مجدد من مجدد میام وصل میشه. بسیار خب خب این هم از تلاش ما برای بختن دوستان دیگه به لایو. خسته بودن دیگه کاریم نظر خسته بودن. من متوجه شدم کدومشون هم بود. خب این صدا رو اگه گوش کنیم بلحظه صدا در مگه میشه دست با من بسیه گرستم هستم ما گذاشتی رو گردنم صدا هم در نیاد. بعدش من موندم در تعجب که چرا حاصل همه این تلاش و زحمت ها کارگر مقصره کارفرما مبراست. من نمیدونم چرا من حرف بزنم مقصرم من میبرن زندان کارفرما با احترام و کرامت باش برخورد میکنن. من حاصل من نتیجه ای سوال من حقیقت سوال جوابی ازش میدارم. من یه راهکار پیدا کردم. ما شتمامونو زندگیمونو تعطیل میکنیم که آقایون سهامدار یا مدیرامون مشکلی نداشته باشن تو پرداخت. حالا آقا اگر راضی هم تو ما تعطیل کنیم دیگه بهتر از این ما نمیخوریم ما زندگی نمیکنیم. این بخشی از پادکست آقای اسمایل محمد ولی بود. آقای علیزاده میدونید ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که کارفرما اگر تو شرایط سخت کارگر رو اخراج نکنه و تو حالا این مشکلات اقتصادی که ایجاد شد خیلی از کارگاه کار افتادن کارگر رو بیکار نکنه و پیگیر مثلا بیمه بیکاری و غیرش باشه این لطف حساب میشه و اگر تو شرایط سخت وقتی که کارگر برای کارفرما کار نکنه وقتی حقوقش رو نمیده اون میشه اغتشاش میشه به قول معروف چی میگن سرکشی کردن کارگر یعنی اون وظیفش رو انجام نداده ولی اون کارفرما لطف کرده که کارگرش رو نگه داشته تو شرایط سخت. این باوره باید بشکنه. یعنی باوریه که من اخیراً با کارفرماها صحبت میکنم میگن شرایط کرونا سخته و ما خیلی لطف میکنیم که کارگرها رو نگه میداریم ولی هیچ وقت نمیگه که این جایگاهی که داره این ثروتی که بهش رسیده به خاطر کاری که همین کارگرها انجام دادن حالا به دلیل کرونا یا هر مشکل دیگه‌ای. اون نگاهش اینه که مدتی بیکار رو بهش کار داده. یعنی مثلا وقتی که شما میگم آره. این نگاه هستش که این من بهش کار ندادم بیکار میمونی و بعد تو هم اگه این کارو قبول نکنی یکی دیگه 10 نفر دیگه واسه این کار دارن به شکلی له له میزنن. خب این عرض و تقاضا کارفرما در مقام خیلی قوی تر میذاره دیگه. این خیلی چیز واضحه. خب حالا ولی بحث اینه که اینو کی شما ببین شما رفتی اومدی درسته این سالها شما با خیلی صحبت کردی به اساس تجربه بره. کی یعنی من آدم عملگرایم هستم هر جا که بشه با امام جمعه بشه این حرفو زد با قوه قضاییه بشه زد با نیروی امنیتی بشه این حرفو زد با نماینده مجلس بشه این حرفو زد با استاندار بشه این حرفو زد با روزنامه کیهان بشه این حرفو زد. برای من بین کیهان و اعتماد فرقی نداره به شرطی که بدونم که یکیشون حتی به خاطر منافع جناحیش حتی به خاطر اینکه میخواد رقیبو بزنه حاضر بیاد رسمیت بده به 20 میلیون کارگر ایرانی. شما تو تجربهات کی حاضره که این قضیه رو انجام بده؟ چون نگاه صدقه ای داریم ما که بدن حالا بگن 4 تا کارگر حالا بهشون یه تیکر بندازی جلوشون دو ماه هم بهشون حقوق بده نگاه صدقه ای. ولی اینکه بذارن کارگرها حق خودشونو بگیرن بذارن کارگرها آدم باشن انسان باشن حق خودشون رو بگیرن یعنی حق بازنمایی سیاسی داشته باشن این جایی نیستش. طبقه متوسط داره ها اگه الان یک از این اعتصابا رو بخش طبقه متوسط کرده بودن اون 10 برابر سریعتر بهشون گوش کرده بودن. ولی به کارگر که میرسه این آدمشون حساب نمیکنن در نهایت بهشون به عنوان صغیر کمکشون میکنن و میرن. و اینجا سه دفعه کارگرای کجا بودش که پشت کردن به نماز جمعه و گفتن که دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست. این خیلی چیز ترسناکیه. من جای بزرگان نظام بودم وحشت میکردم اینکه کارگر بره به نماز جمعه و پشت کنه به شکلی به محراب. خب یعنی طلاق بین یه جمعیت 20 میلیون نفری از مردم ایران و کلیت نظام یعنی جایی که لاشخورهای همه کشورها میتونن بیان و ازش استفاده کنن. این خیلی قضیه ترسناکیه و واقعا در شهرهای کوچیکی نه تا خبر نمیدن به تهران چه اتفاقی داره میفته.
دقیقا. من این سوالتون اتفاقا سوال یک آدم رسانه‌ای هم هست، یعنی میخوام بگم ببینید ما الان داد هفتپه رو به قوه قضاییه میبریم، زمزمه این هستش که آقای رئیسی میخواد، قوه قضاییه که میگم مشخصا آقای رئیسی، زمزمه این هستش که آقای رئیسی میخواد بیاد برای ریاست جمهوری، دادمون رو به نماینده مجلس میبریم، نماینده مجلس 4 سال دیگه دوباره بعد انتخاب بشه و کلی کار دیگه داره که معلوم نیست بخواد تریبون اصلا کارگر باشه یا نباشه، دادمون رو به خانه کارگر میبریم، دوباره همین نگاه های جریانی وجود داره و اون آدم برای حفظ جایگاهش و مسمتی که داره حاضر نیستش که اصلا پیگیر مطالبات کارگر باشه، داد رو به رسانه میبری، رسانه مکررن پیگیری 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 و از یه جای بعد خسته میشه. یعنی خود من الان حالا تو پیج من احتمالاً دیدید این تا گزارش درباره کارگرها نوشته شده، این تا گزارش در ارتباط با هفتپه نوشته شده، ولی هنوز که هنوز مشخص نیست گره هفتپه کی قرار باز بشه. از بازه‌ای که هفتپه و هفتپه شده سیستان و بلوچستان تو فضای کارگری، یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت قرار نیست انگار درست بشه. تو جمهوری اسلامی میخوان برن عکس بگیرن یه جای محرومی رو نشون بدن، همه پامیشن میرن سیستان و بلوچستان، انگار قرار اونجا هیچ وقت درست نشه که یه جای محرومی وجود داشته باشه که یه آدم برن اونجا عکس بگیرن و بگن ما اونجا رو درست میکنیم. هفتپه تو فضای کارگری شده سیستان و بلوچستان، یه عده آدم هی راجع به پیگیری مطالبات هفتپه حرف بزنن، کنارش مثلا هپکو کارش درست بشه، تو کوکیلی برام درست بشه، ماشین سازی تبریز درست بشه، نمیدونم کشت و صنعت مقان درست بشه، ولی هفتپه ای که استارت کار بوده هنوز که هنوز مشکلش حل نشده. آقای رحمان من شما نگه میدم. آقای دادخواه خیلی وقت اومدم از دیوارم بالا بود. آقای دادخواه سلام بفرمایید. سلام شبتون بخیر، ممنونم از شما بخیر همت و زحمتی که میکشید برای مطالبات به حق مردم. من یه نکته ای دارم که به نظر من توی جمهوری اسلامی این مصداق فقط تو دنیا، چون یه حکومت انقلابی و ضد استکباری بوده از سال حالا 57 که شکل گرفت تا همین الان که 99، دو تا حزب غالبی که تو کشور هستن اصلاح طلب و اصولگرا، بیشتر مردمی که از نظر فکری و مطالباتی دنبال نظرات این بزرگواران هستن، حالا اون پایگاه اجتماعی اصلاح طلبا که کلند یه تنشی با اصل حکومت و مملکت داره، معروف به رأی خاکستری، اصلا مطالباتشون معلومه توی فضای دیگه است که مثلا شاید با اصل جمهوری اسلامی شاید یه زاویه‌ای داشته باشن. پایگاه مردمی اصولگراهام کلن تا همین سال 1400 من تو نزدیکان، دوستان، آشنایان، تو محل کارم ببینم فقط مصداق ذهنی و مطالباتیشون اینه که یک نفر که الان من هم فکر منه باید به آمریکا و انگلیس و اسرائیل با مشت گره کرده مثلا فوش بده یا با مثلا دستشو نگه داره بگه تو آدم بدی هستی. کل مطالبات مملکت ما و مردم ما تو این دوتا داره تعریف میشه. ما باید از پتانسیل بسیج، از پتانسیل، یه جمله شما گفتین یه دغدغه همیشه دارین، میگین دغدغه ایرانیایی که دنبال استقلال و امنیت ایرانن، این خیلی دغدغه مهم و قشنگیه که جوانایی که دنبال استقلال و امنیت ایرانی به هر به طور جامعش بیاین مطالباتتون رو از اینی که صفر به آمریکا فوش بدیم یا یه ذره شلتر فوش بدیم، تو داخل ما چی کار باید بکنیم، این مطالبه رو بیاریم به داخل. ما خودمون توی به اصطلاح پتانسیل جوانایی که برای آینده مملکت دارن هرس میخورن، یه مقدارشون بسیجی هن، یه مقدارشون بسیجی نیستن، یه مقدارشون دانشگاهی هن، یه مقدارشون هم تو عامه جامعه هن، اینا خیلی پتانسیل قوی دارن. من دوستان عدالت خواه تو انتخابات مجلس گفتن شاید ما تو مجلس یه کاندیدم نداشته باشیم، ولی ما میتونیم یه گروه 10,000 نفره تو همین تهران درست کنیم و داشته باشیم که نه کارگر باشن، نه بقال باشن، نه از همه جا باشن، ولی پای کار باشن، پای کار این مطالبه باشن. فردا اگه 20 نفرم عکسشونو گرفتن، کارفرماشون نتونه به راحتی اخراجشون کنه، کارمند رسمی بانک توشون باشه، کارمند رسمی آموزش پرورش توشون باشه، کاسب باشه، بازاری باشه، پولدار باشه، فقیر باشه، بله، یه جماعتی باشن که دغدغه‌شون این باشه، هی دغدغه سیاسی چربش نکنه روی
خواسته مطالبات اجتماعی که آقا تو الان با استکبار زاویت چیه یا با اصلاح طلب زاویت چیه، همه اینا هی به وقت عمل که میرسه این شقه میاد وسط و مردم رو دو شقه میکنه که تو آقا پس اگه داری با هرس حرف میزنی پس موافق حکومتی، پس موافق اینی، پس موافق اونی، تو هم که داری مخالف حرف میزنی پس با این زاویه داری با اون زاویه، کلا به هیچ جا نمیرسه با این زاویه. من به این شکل جنبندی میکنم که بالا پیروز توی به گروهی که ما داشتیم با حتی احمد غلامی سرداری شرق این حرف جالبی میزنه، میگفت پروژه کلان به شکلی امنیت ملی در سال پیش میره و پروژه منسجم میاد، چه وسط جمهوری اسلامی هم نبود یه حکومت با غیر وابسته بود همین کارو میکرد، یعنی واقعا ایران مجبوره که در سوریه حضور داشته باشه چه این دولت باشه چه اون دولت باشه، برای اینکه اینها به شکلی اقتضاعات کلیت و شما هر چقدر تا فرام دعوا کنی اون نظام مجبوره که این کارو انجام بده، دعوا رو بسر چیزی کنیم که ما میتونیم روش تاثیر بذاریم، دعوا رو بسر این کنیم که آقا چرا مسکن خراب شد، چرا بهداشت دفعه اینقدر خصوصی شد، چرا حقوق کارگر با تورم بالا نمیاد. اتفاقا ما مسئله داخله باید روی انتخابات و روی مسئله سیاسیمون تمرکز کنیم، چون مسئله خارجی الان رو ویان، من چه تاثیر رو ویان میتونم بذارم، من و شما الان بیایم با هم کشتی بگیریم تا صبح، حالا تو انگلیسی بنویسی میتونی بری با مثلا چند رسانه‌های صهیونیست در بیفتی، ولی هیچ کس این کارو نمیکنه. شما تا فردا صبح تو دانشگاه ایران سر مذاکرات ویان دعوا کن که مذاکره کنی مذاکره نکنی، کلیت نظام مثلا به ظریف میگه برگرد، کلیت نظام با خواست نه شما نمیگه. جایی که لازم بود تو عمان مذاکره کرد، با خواست شما جایی که لازم نبود مذاکره رو قطع کرد، برای اینکه یه نظام تو انگلیس هم همینه، تو انگلیس هم سر مسائل کلان نظرسنجی و رفراندوم نمیذارن، ولی تو انگلیس مردم وقتشون تلف نمیکنن سر اینا، مردم سر این که چرا باید شهری دانشگاه بره بالا، چرا باید پایین، مسائلی که روش میشه تاثیر گذاشت. برای من به نظرم همین که شما فرمودید، من خودم زنده آمریکا هستم، ولی الان من هر چقدر بگم تا صبح مرگ بر آمریکا چه تأثیری میذاره، الان مثلا باعث میشه دیگه دولت بگه وا علیزاده خب مرگ بر آمریکا دیگه، هیچ وقت با آمریکا مذاکره نکنید، ایران با آمریکا جایی که لازم بوده مذاکره کرده، ما تو همین گروهی که داشتیم آقای کیان عبدالله سردبی تسلیمم بود، همه رو شمرد از دهه 60 کجاها ایران با آمریکا مذاکره کرده، همه زمانهایی که لازم داشته ایران مذاکره کرده، هر زمان مکفارلین هم ایران مذاکره کرد جایی که لازم بود، رفت از آمریکایی‌ها چه می‌دونم قطعات هواپیما گرفتش، جایی که لازم باشه نظام می‌کنه و اینو مخفیانه انجام میده که بعد مجبورش تسلیم میشه و بعدا مجبورش استادیوم میشه قضیه، ولی جایی که مردم میتونن تاثیر بذارن مسائل داخلی و مسائل اقتصادی و مسائل معیشتی. یه سوالی از شما می‌خوام، سال 92 به نظر من اگه روحانی هم نیامده بود یه نفر دیگه که میومد، حالا احتمالا مثلا غیر علنی مذاکره رو انجام میدادش ایران، همونطور که قبلش های صالحی تو عمان داشت مذاکره میکرد، حالا این قضیه بازار گره نمیخوره، این مذاکره حتما انجام میشه، احتمالا هم راحت تر به توافق میرسیدن چون فشار بازار تهران و فشار استادیومی خیابونا با این نبود که قیمت جهیزی هم یه نفر رفت جهیز هم خواستگاری گفت که بذار بریم برجام چی میشه بعدا شما بیا، چون قیمت جهیزی عوض میشه و ها عوض میشه، این اتفاقات نمی افتاد. ولی فکر کن سال 92 این مسائل معیشتی مطرح می شد، مطرح می شد که آیه کسی که می خواهی رئیس جمهور شی تا آخر 8 سال چقدر می خواهی از فاصله درآمد و تورم بیشتر کنی، چقدر می خواهی قیمت مسکن رو زیاد کنی، قیمت شهریه چقدر میشه، سبد خرید ما چقدر کوچکتر میشه، حق به شکلی قدرت خرید ما چقدر کمتر میشه. اگه این سوال مطرح شد سال 92 به جای اون افسانه پردازی های چه میدونم هم سانتریفیوژو میگردیم هم فلان، الان میشه یقش رو گرفت، ولی یقش رو نمیشه گرفت چون 20 چند میلیون رفتن رای دادن که بره تو ژنو مذاکره کنه همه مشکلات مثل افسانه شاه پریون حل شه. همه حرف ما اینه که مشکلات هسته‌ای ایران، مشکلات بین الملل ایران، دعوا با عربستان، مسئله کلیت نظامه، با انتخابات و اینا فرقی نخواهد کرد، مردم باید تمرکزشون رو مسائل حق معیشتی خودشون باشه. اگه اجازه بدید من شما رو پایین ببرم که دوستای دیگه هم بتونم بیان بالا، خیلی لطف کردید. آی.com آی شال بفرمایید که در خدمت شما هست. سلام آقای علیزاده، وقت که سلام شب خدا نمون امنیت شغلی کارگران بگم که دیگه شما فکر میکنید به نظر من کارگر هر چه امنیت شغلی نداشته باشه هم به نفع دولته هم به نفع مجالس مختلفه، یعنی دغدغه دولت های فعلی چه گذشته چه فعلی چه آینده امنیت شغلی کارگر نیست، یعنی
یه کارگر میتونه حالا توهین نیست، یعنی خودم هم چون یک مدتی توی شرکت گاز بودم میگم یه شبیه دستمال کاغذی ازش استفاده میکنن، اخراجم بشه بره سراغ نماینده مجلس، نماینده مجلس به عنوان اهرام برد ازش استفاده میکنه، یک نامه میده واسه یک شرکت دیگه. یعنی طوری نیست که مثلا اگه نماینده مجلس بخواد یه لایه دو مجلس تری بگیرن آقا بگن ما بگیم امنیت شغلی نیروهای شرکت گاز ما مثلا درستش کنی، مثلا هنوز نیروهای شرکت گاز، نیروهای مخابرات و خیلی از این شرکت هایی که دست دولت اینا بلا تکلیف مونن، حالا چه برسه مثلا هفت‌تاپه رو یا این چیزا رو، اینا رسما یعنی نمیخوان اگه مجلس بخواد یا وزارت خونه بخوان اینا زیر مجموعه خودشون انجام میدن، چون نمیخوان، چون واسه انتخاباشون ازشون استفاده میکنن. الان تو منطقه ما نماینده مجلس رسما اومده شرکت خصوصی رو اعلام میکنه، میگه آقا کسی میخواد بره آریان فولاد بیاد من نامه بدم، این یه چیز برد برد شده واسه مجلس، یعنی نمایندگان نمیخوان این کارو انجام بدن. یه چیزی که من خودم از شرکت گاز اخراج شده بودم، نماینده مجلس توقعش بود که ما بریم سراغ این، اصلا قانونی نداریم که امنیت شغلی داشته باشیم. بسیار عالی. سلام، من اسم شما متوجه نشدم. دوست جدیدی که به اون پیوسته به اسم آیم نت، درسته؟ سلام، آقای علیزاده عزیز هستم. در خدمت شما هستم. صدای من خوبه؟ صدای شما عالیه، بفرمایید، در خدمتتونم. اول از همه من خیلی صحبت نمی کنم، بیشتر خواستم، بیشتر انگیزه اصلیم که جوین شدم این بود که خیلی شما رو دنبال می کردم، خیلی خواستم از اون تشکر بکنم. چارچوب بحث باشه حالا بعدا اون بحث رو انجام میدیم، ولی میخوام رشته بحث خارج از دستمون در نره. آقا شما یه مطلبی که من خواستم بگم، شما چون تریبون دارید خواستم نظر بدم در اون رابطه، اینکه داریم سعی میکنیم که در مورد مسائل ریاست جمهوری که نزدیک میشه، همه سعی شما توی مصاحبه هاتون با افراد مختلف کاملا مشخصه، سوالاتون طوریه که میخواید بر اساس واقعیت حرف بزنن. مثلا هم مسعود پزشکیان خیلی سوالای خیلی شفافی پرسیدید، جوابای کلی میداد، سویچ میکردید، تاییدم میکردید که آقا جوابی به من ندادی. حالا که الان نزدیک ریاست جمهوری هستیم و نزدیکتری و خیلی هم مهمه، پارامترهای اصلی، پارامتر اصلی که تو کشور ما لازمه اونا رو توی چیزاتون معرفی بشه، و اینکه مثلا من نوعی، من آدم معمولی چجوری باید بسنجم که مثلا فرض کنید میخوام سیستم اصلاح نظام بانکی رو برای من مهمه، یا مثلا محیط زیست هیچ کسی در موردش حرفی نمیزنه تو فضای سیاسی، حالا حالا اتفاقا چطوری باید تشخیصش بدم؟ و اینکه مثلا کارگری رو به صورت مشخص حرفی می‌خواستید بزنید شما؟ کارگری هم چرا همینطور، دقیقاً کارگری هم همینطور، مثلا اینکه در مورد میزان حقوق کارگری، چه بیمه تامین اجتماعی، چه هر چیز دیگه ای هست، چطوری مثلا من نوعی باید تشخیص بدم که مثلا این نماینده برنامه داره نداره، اگرم داره چجوری بفهمم که برنامه‌اش میتونه اجرا بکنه؟ خیلی خیلی ممنون، مثلا آقای رحمان دقیقاً درسته، من فکر می‌کنم که در حد محیط زیست بحث کارگری در ایران، یعنی دقیقاً مثل قضیه آب که شما مثال زدید، همونقدر مهمه چه سوالی بکنیم از از نامزدها که معلوم شه عیارشون چقدره، آیا واقعا دنبال حل مسئله کارگری هستن یا نیستن، درسته؟ بله، این به نظر من دقیقا مثل همین، به نظر من این دو تا بخش داره. بخش اولش اینه که خب چیکار کردن تا الان برای کارگری، به هر حال این کسایی که قرار هست به عنوان نامزد توی انتخابات شرکت بکنن یک رزومه ای دارن، یک کارکردی دارن پیش از این، حالا هر کدوم از این شخصیت هایی که تا الان اسمشون اومده تو اون مناصبی که پیش از ریاست جمهوری قرار داشتن چه کاری برای کارگرها کردن. آقای زرقامی توی زمانی که رئیس صدا و سیما بودن چقدر مطالبه گری از کارگرها توی صدا و سیما وجود داشته، آقای رئیسی که رئیس قوه قضاییه هستن چقدر کنش و فعالیت برای کارگرها انجام دادن، آقای مطهری زمانی که مجلس بودن چقدر طرح و لایحه بردن و تصویب کردن که به نفع کارگرها بوده. یه بخشش اینه که ببینیم این آدم‌ها زمانی که توی مسئولیت‌هایی بودن که میتونستن رو زندگی و معیشت کارگرها اثرگذار باشن چه کاری انجام دادن. بخش دومش کجاست؟ بخش دومش اینجاست که خب شما که می‌خوای نامزد و کاندیدا بشی، برنامه‌ت برای چی؟ الان یک ماه حدوداً یک ماه خورده تا انتخابات ریاست جمهوری مونده و هنوز ما درگیر این هستیم که آقا فلانی بیا فلانی نیا.
و داریم سر و کله هم دیگه میزنیم که آقای رئیسی تو بیا، آقای جلیلی تو نیا، آقای امین نژاد تو رد سریعت میشی یا نمیشی. هیچ کس نمیاد توی رسانه رسمی کشور این انتا نامزدی که حالا اونایی که رسما اعلام کردن حضور پیدا میکنن و اونهایی که گمان زنی میشه در ارتباط باشون بیاره لیست بکنه بگه اینها نظرات این نامزدها هستش توی حوزه کارگری، توی حوزه مسکن، توی حوزه بهداشت و درمان، توی حوزه آموزش و پرورش، توی حوزه محیط زیست. یعنی هیچ برنامه مدونی مشخصی توی مجلس هم همینطور بود. من فقط یادمه این دوستانی که تو فاز عدالت خواهی بودن یه مانیفستی تنظیم کرده بودن و رویکردهاشون رو توی حوزه‌های مختلفی گفته بودن، حالا با فارغ از اینکه ایراد داشت یا نداشت، حداقلش این بود که یه مانیفستی وجود داشت. الان کدوم یکی از این نامزدهایی که ما داریم سوای اون مصاحبه‌هایی که انجام دادن و کارهایی که انجام دادن مانیفست مرتبی دارن از اینکه قراره توی حوزه کارگری فلان کار رو انجام بدن، توی حوزه بهداشت درمان آموزش محیط زیست چه کاری انجام بشه؟ مطالبه‌ای که رسانه میتونه داشته باشه، رسانه رسمی باید بسترش رو فراهم بکنه مثل صدا و سیما، رسانه غیر رسمی هم همین کاری که شما دارید انجام میدید، حداقل 4 نفر از اینها نامزدها بیان صحبت بکنن و بگن روی کارتاشون. اجازه بدید چای سر احسان موضوع نگاهش کاملا متفاوته و از جهت دیگه است. من برای همین ایشون دعوت کردم که بحث رو فقط یک صدای نباشه. آیه احسان خوش اومدید، بفرمایید. ممنونم، منم سلام عرض میکنم. به نظر من مقایسه کارگر دیجیکالا با کارگر آمازون واقعا یه اشتباهه، چون فرصت‌های شغلی متفاوته، چون درصد بیکاری متفاوته. اونجا آلترناتیوهای مختلفی داره کارگر آمازون برای شغلای دیگه‌اش. همونطور که ما می‌شنیدیم که در زمان ترامپ میشنیم که افراد دو تا رزومه پر میکردن برای کارشون که مثلا و رقابت بود، شرکت ها رقابت داشتن برای دریافت کارگر. ولی اینجا واقعا با خصوصی سازی های مختلف یا در واقع تعطیل شدن های مختلف کارخونه و پشت‌سرهم کارخونه ها ما میبینیم که هیچ گونه فرصت شغلی جایگزینی برای کارگر نیست و در واقع جایگزینی نداره کارگر. و موضوع دیگه اینه که یارانه های پنهان، مثلا وقتی که آمریکا میخواد از کارگراش استفاده کنه، از حقوق کارگراش محافظت کنه، در برابر چین گمرکی میذاره. ما هم البته همون گمرکی داریم، ولی نمیدونیم چرا هنوز کارگره حقوق 100 دلار باقی میمونه، در حالی که خط فقر 9 میلیونه. وقتی که خط فقر در کشور ما 9 میلیونه و ما جلسه میذاریم برای این که ببینیم کارگر حقوقش 2 میلیون باشه یا 2,200,000، در واقع به اون کارگر شلیک کردیم ما به جای که بخوایم از حقوقش دفاع کنیم. وقتی ما در واقع به کارگر خودمون داریم میگیم فقیر باش، خط فقر 9 میلیونه، بیا بحث کنیم که به تو 2 میلیون بدیم یا 2,500,000، واقعا از حقوق کارگر صحبت کردن این شوخیه. متوجه نشدم بخش اول حرفتون این بود که اتفاقا من فکرم که از منظر حالا یه میده راستگرایانه تر میپرسیم، میگین که تو ایران نمیشه با آمازون مقایسه کرد چون بیکاری تو ایران خیلی زیاده، درسته؟ خیلی بیشتره. بله، و یه مقدار در واقع طرف کارفرمای دیجیکالا رو گرفتیم شما، درسته؟ بله، نه بحث طرف گرفتن نیست، بحث اینه که اون یارانه، اون محافظتی که مثلا کشورها برای واردات تعرفه گمرکی میذارن، به خصوص بهترین مثالش آمریکا و چینن، اینجا وقتی تعرفه وارداتی قرار داده میشه، مثلا ما هم برای خودرو و خیلی چیزای دیگه واردات داریم، ولی این یارانه ها که در صحبت با آقای پزشکیان هم مطرح شد، مثلا به شرکت ها، به فولاد میرسه، به اون کارگر نهایی نمیرسه. خب شما معتقدین، پس الان در نهایت معتقدین، الان حرف اینه که الان معتقدین که باید جمع به شکلی تو این موازنه بین کارگر و کارفرما و کجا ایستاد؟ به نظر من اول باید بحث اشتغال مطرح بشه، چون هر چقدر ما بخوایم از حقوق کارگر دفاع بکنیم، یه جلسه بذاریم برای اینکه حقوق کارگر پایینه، چجوری کارگر افتاده اعتراض کنه. همین الان در 2 دهه گذشته من زمانهای رفسنجانی به این ور بحث این بوده درسته. که ما اول اشتغال رو درست کنیم، بعد بریم وایسیم بگیم حالا هم پول بیشتر بدیم. اول بذاریم مثلا توسعه بیاد، اول بذاریم کارخونه ها زیاد شن، اول بذاریم سرمایه‌دارا بیان، چون این سرمایه‌دارا رو یه خورده دیگه هم اذیتشون کنیم، بلند میشن از ایران میرن، پولاشون رو با خودشون میرن کانادا، برای همین بذاریم سرمایه‌دارا باشن، حالا کارگرا یه چند بهشون کمتر بدن فلان. ولی بخش دوم حرفتون برعکسه، اگه این سرمایه‌دارا باشن با این وضع مقررات زدایی، ضابط زدایی، سرمایه‌دارا میگن عشقمون میکشه که اینقدر بدیم، خب بیشتر از اینم نمیدیم. اگه کارگرا اعتراض کنن زنگ میزنیم به پلیس و پلیس امنیت بیاد کارگرا رو ببرن.
خب این حرف شما میشه دیگه. واقعا الان اتفاقا بحث شما همینه، بحث نظام هم همینه، اینی که آقا وقتی آمریکا داره ما فشار میاره، تحریم هستش، سرمایه‌دارا میخوان از کشور خارج شن، ما خیلی زورمون نمیرسه که از حق کارگر دفاع کنیم تو این زنجیره دیگه. حالا بچه‌شون ببندیم دیگه، با اینکه ما خیلی چیه ایم و چه میدونم. ببینید چرا اتفاقا اینکه زورمون نمیرسه رو کارگر نریخته پولشو بدین اینا، ولی ما چشمون میبندیم چون زیر تحریم و فشار آمریکا، بذار کارگرا کار داشته باشن، حالا کار ارزون داشته باشن. خب به نظر من اینکه ما زورمون نمیرسه و اینا رو من واقعا قبول ندارم. شما در مورد همین قرارداد چین، وقتی ما میریم هر چقدر میرفتیم سمت چین، اگه تو همون سال 94 با سرمایه گذاری های چین 100% به جای اینکه خصوصی سازی بشه، کارخونه ها تعطیل بشه، رونق پیدا میکرد، اشتغال واقعا الان چین اشتغال 4% داره با اون جمعیت. تازه وقتی ما حرف از لیبرین میزنیم تو چین، بحث اقتصاد نیستش، ببینید بحث اقتصاد کلان نیستش، خیلی بحث میشه که اگه با آمریکا دوست بودیم، سفارت نگرفته بودیم، گرفته به اون سمت نمیخوام بریم. الان تو این وضعیت اقتصادی که امروز هست و خیلی جاها داره پول اصلا از دست میره، داره پول حروم میشه، خیلی جاها میتونیم چه میذارم بس پولو جلوشو بگیریم که حروم نشه. تو این سلسله پیچیده یکی از این حلقه ها حق کارگر است. آقای محمد ولی گفتن تو بقیه کشورا 15% جنس تمام شده مال کارگره، تو ایران 5% مال حق نیروی کاره. شما معتقدید ما با چه به صورت رسمی کارفرما رو باز بذاریم بگیم آقا دیجی خاله دمت هم گرم، همین که این آقا رو که من الان سعی می‌کنم بیارمش بالا ولی نمیتونمش بیارم، نمی‌سام بیارمش بالا، این آقا رو دمت گرم که بهش کار دادی، نذاشتی بیکار باشه و بهش هم می‌دونم بره بیکاری بکشه. خیلی خیلی ممنون. بله همینه. به نظر من تا دولت وقتی خودش نمیتونه اشتغالی ایجاد کنه، وقتی راحت خصوصی سازی می‌کنه، کارخونه‌ها رو تعطیل می‌کنه، تا نمیتونه. البته اون حقوقی هم که خود دولت میگه، بازم که داره میگه به تو میگه فقیر باش، چون داره میگه خط فقر 9 میلیونه، حقوق تو 2 میلیون خورده. شما همین حرف دولت میزنی، به کارگر داری میگی فقیر باش. نه من میگم این که هست، باش که بیکار نیستی. شما میگید کارگر برو دست دیجیکالا رو ببوس، دست فلان کارخونه رو ببوس، همین که بیکار نیستی خدا رو شاکر باش. حرف شما و دولت یکی با هم. آخه جایگزینی براش وجود نداره. الان دولت خودش مسئولیت این آمار اشتغال به عهده میگیره. آقای رحمانی جایگزین وجود داره یا نداره؟ من حقیقتش خیلی متناقض دیدم صحبت‌های دوستمونو، یعنی بخش اولش انگار از کارگر دفاع کردن، بخش دوم از کارفرما، من این وسطش موندم. ولی که متناقض بذارین کنار، ولی بخش اول رو نگاه کنیم. ببخشید من چون بخش دوم بذارین کنار، اما بخش اول رو نگاه کنیم. میگن که کار نیست، میگن که اشتغال پایینه و چاره ای نیست. شما چی فکر میکنید؟ نه خب ببینید، اگر کار نیست و اگر اشتغال پایینه، این همه وابستگیه واسه چیه؟ خب یعنی کار هست، حتما کار هست، و اصلا مسئله الان مسئله ما مسئله بیکاری نیست. مسئله ما اگر محدودیتی وجود داره، ببینید من الان به واسطتون توی یه شغل خیلی کوچیک و مثال زدم، گفتم یه تجمعی شکل گرفت با یه تصمیم یه شبه 25,000 نفر بیکار شدن. خب شما تو شعارهای سالهای مختلف دقت بکنی، هیچ کدومش مسئله بیکاری نیست، مسئله جهشه، مسئله بزرگتر شدن و فضای اشتغاله، و هم منابع وجود داره و هم عرضم به حضور شما که فضای کار وجود داره. ما تو خیلی از حوزه ها هنوز وارد نشدیم و خیلی از اتفاقات هنوز نیفتاده و خیلی از فضای کاری فراهمه. اتفاقا الان آمار اشتغال شما میفرمایید چقدر؟ آمار بیکاری الان من جلومه نرخ مشارکت من جلومه نرخ مشارکت خب نیروی کار زیاده. ببینید جایگزین داره شرکت. شرکت وقتی شما نباشی میگه 10 نفر پشت صفن تا بیان. ما نمیتونیم این موقع در این مواقع ما نمیتونیم از حقوق کارگر دفاع کنیم. چرا نمیتونیم به راحتی میتونیم فرض کنیم؟ اتفاقا صحبت ما الان سر همینه، صحبت ما سر همینه که چرا یک قانون و یک قرارداد، اجازه بدید بحث ما دقیقا الان سر همینه که چرا یک قانون و یک قراردادی وجود نداره که وقتی یک کارگری توی یک فضایی داره کار میکنه، مشغول به اشتغال هست، بتونیم مطالباتش رو پیگیری بکنیم. اتفاقا صحبت ما سر همینه که چرا همه حق به کارفرما داده میشه و کارگری که
خروجی اون فضای کاری محصول فعالیت و کار اون هست، نمیتونه از حقوقش دفاع کنه. اتفاقا همین الان با علیزاده راجع به همین صحبت کردیم که همیشه کارفرما به خاطر اینکه کار رو داده به کارگر، داره ازش به قولی منت میذاره سر کارگر، میگه اگه من بهت کار ندم تو کاری نداری، در صورتی که اون کارفرما تمام خروجی و تمام ثروتش ماحصل کاریه که این کارگر انجام داده. منتها توی قراردادها، توی قانون‌گذاری‌ها و این مناسباتی که بین کارگر و کارفرما هست، همیشه کارگر دست پایین تر رو داشته. چرا؟ چون اصلا به عنوان یک مسئله دم دستی یا چیزی که بسیار دم دستی کارفرما هست بهش نگاه شده و این هم یک ضعف و خلأ قانونی داره. یعنی هیچ وقت مطالبه کارگر اولا نبوده نسبت به مسئله کارفرما و همیشه کارفرما بالاتر دیده شده. این اتفاقا گیر ما همینجاست و الا این که الان خیلی ها دو تا شغل دارن، سه تا شغل دارن، چهار تا شغل دارن، این نشون میده که کار وجود داره، منتها مطالبه نمیتونه بکنه کارگر. درآمد پایینه که سه چهار تا شغل دارن. میدونم، میگم نمیتونه مطالبه بکنه. نمیتونه مطالبه. موضوع امروز چی بود؟ موضوع امروز اینه که در چند دهه گذشته به خاطر مشکلات واضح اقتصادی تو ایران و اینکه چه می‌دونم و اینکه مثلا رشد اقتصادی تو ایران به خاطر تحریم‌ها همیشه و به خاطر فشارهای آمریکا همیشه زیر فشار بوده. یعنی مثلا ایران اگه کشور معمولی بود، یعنی اینقدر به ظلم نمی‌شد، رشد اقتصادی خیلی می‌تونست بیشتر باشه. تو همین دهه 90 رشد اقتصادی ایران صفر و بعد منفی شد. یعنی ایران چیزی که می‌تونست بفروشه، پتروشیمیش کنه، به همسایگان صادر کنه، متوقف شده. زنجیره‌ای از مسائل هست که به هم تنیده است، مثل قوانین قدیمی، مثل چه میدونم حالا نظام غیر شفاف، مثل فساد ساختاری و فساد اداری، مثل چه میدونم قدیمی بودن دستگاه ها، غیر ممکن بودن واردات تکنولوژی جدید گاهن و غیره و غیره، از جمله چه میدونم مسائل حالا کار و اینا. تو این سلسله به نظر میاد نگاه نظام و نگاه کارفرماها و نگاه دو تا جناح اصلی اینه که کم اهمیت ترین بخشش بخش کارگراست. به نظر من توافق دست جمعی نانوشته هستش که این همه ما مشکل داریم، بیکاری، فشار، دعوا با آمریکا، دعوا با عربستان، دعوا با اسرائیل، اگه بخوایم حق کارگر هم بیشتر بدیم دیگه اصلا چه میدونم نمیتونیم کشور اداره کنیم، دخل و خرجمونه مثل خانواده که چه میدونم دخل و خرجش کمه، از حق اون بچه‌ها میزنه، از حق غذای بچه‌ها میزنه. ما داریم میگیم آقا شما یه مبل کمتر بخرید، یه دونه چه میدونم، من شخصا مثلا نمیگم برو موشک کمتر داشته باشه، برای اینکه تو کل اقتصاد ایران اجازه بدین، تو کل اقتصاد ایران بحث امنیت ملی و بحث نظامی خیلی کوچیکه، 12 تا 15 میلیارد دلاره، هیچ نسبت به همسایه‌ها. من نمیگم حتی بی بی سی به شما میگه که کارگرا بی پولن برای اینکه ایران زیاد روی تو سوریه خرج کرده، من میگم سوریه کل 6 سال ایران 30 میلیارد خرج کرده، عربستان تو یمن 350 میلیارد خرج کرده، برای من نمیگم اونا رو هم بزن، ولی میگم چهار تا از این جاهای فاصله کم کن، فقط کافی فساد رو کم کنی. ببین کارگرا میگن دو تا فساد کم شه مشکل ما حل میشه، راست میگن، خب راست میگن، دو تا فساد کم کن. آقا کافی بود خصوصی سازی ها رو یه خورده با چش باز انجام میدادی، به چهار تا آدم بی اخلاق، بی ملیت، بی وطنی که هیچی نداشتن، میخواستن کارخونه رو ورشکست کنن، پول بذارن تو جیب فرار کنن برن، نمیدادی. چیز عجیبی ما از شما نمیخوایم. ما نمیگیم که آقا ایران اول ژاپن شه بعدن، ما میگیم آقا کافی بود که چهار تا جا رو درست انجام میدادی اون کارگرا وسط خیابون بیکار نبودن، 5 ماه حقوق نگرفته باشن. برای همین اگر بشه به نظام گفت تو نمیتونی اول به توسعه انجام بدی بعد به داد کارگرا برسی، ممکن اصلا تا اون موقع خیلی اتفاق افتاده باشه، اون کارگر دیگه با تو آشتی نمیکنه هیچ وقت. خب ببین تو سوریه اون کارگر بود که آشتی نکرد، بعد وهابی از توش یارگیری کردن، توش تروریست ساختن. تو ماهشهر اون کارگر بیکار شده بود که اومد جلوی توپ و تانک وایستاد. خب ما داریم میگیم انقدر شما چشمتون بستین تو این سلسله مسائل، اینا رو کوچیک دیدید که کار به مسئله امنیتی رسیده، و در حالی که حل کردن مسئله کارگران اونقدر پیچیده نیستش. خب نگاه متفاوتی میخواد، نگاهش اینه که بخود معلومه میکنم، نگاهش اینه که تولید داخل رو زیاد کنید، نگاهتون رو به داخل باشه و همینطور هم نگاه انسان محور باشه. اصلا بحث بیکاری با انقلاب کردیم که نگاه ما انسان محور باشه، انقلاب نکردیم که توسعه اون بره بالا. توسعه زمانش که بالاتر از اینا بود که نرخ توسعه، که خب نرخ توسعه پایین اومده، نگاهمون هم ضد انسان باشه، کارگرمون رو به بردگی و زنجیر بزنیم. ببخشید شما چون دیجیکال کار کردین می‌خواستین جوابشون رو بدین، فکر کنم بفهمید. من می‌خواستم بگم که اصلا اینجوری نیستش که من از دوستمون می‌پرسم ببین کنین چند درصد از سودشو داره دیجیکال به کارگراش میده، یه بخش کوچیکیشو داره میده، سهم بیشترشو می‌خواد خودش برداره.
دلیلش هم چه؟ دلیلش اون صفحه است. اون صفحه است که در توی استخدام دیجیکالا هست. من صفحه استخدام دیجیکالا رو دیدم. حالا مسئله من اصلا دیجیکالا نیست که دارم در دیجیکالا صحبت میکنم، چون اونجا به چش دیدم دارم بحثش رو میکنم. اون صفحه وقتی هست میگن حداقل دستمزدی که بدیم به کارگر، خب وقتی این همه صف واسش بسته میشه، چرا ما باید بیایم یه حقوق بیشتری به واسش قائل باشیم وقتی بقدر همین حداقلی همچین صفی بسته میشه؟ شما دقیقاً همون خیلی نقطه جالبی رسیدید به میشه. دقیقاً من همین رو صحبت کردم. همون حرفو میزنید و هر حتی کارگر دیجیکالا عملاً حرفی میزنه که در دفاع از دیجیکالاست. ما چی میگیم؟ ما میگیم همیشه شما در کشورها بیکاری خواهید داشت. اگر به کارفرما باشه، کارفرما همیشه میگه اون آدم بادی بیلدینگ 30 ساله است، همیشه میگه برو تا حساب پرت میکنم بیرون. برای همینه که کارگر با دست برادر بزرگشو بگیره، دست باباشو بگیره بیاره. باباش کیه؟ نظام سیاسیه، حکومت، قوه قضاییه است، دادگاه، قانون کاره. دستشو میگیره میگه این داره منو میزنه، داره بهم زور میگه. اون میگه غلط میکنی، زور میگی. ببین اگه دقیقاً اینجاست که قانون کار وارد شده. قانون کار میگه کارگر کوچولوئه، این کارگر میندازه بیرون، یکی دیگه میاره. ببینید حالا من این چیزی فقط بگم و بگم باشه بحث امشب تموم کنیم. این داستانی که بگم شب ما بگم خواستش کنیم، من این فقط بگم برمیگرده به اول ماه می 1886 که سال 35 از کارگرایی که به شرایط تو دستمزد خودشون اعتراض داشتن در شیکاگو تظاهرات بود و پلیس زد کشت. پلیس آمریکا زد به رگبار بستشون. خب و دست و خواسته ها چی بود اون موقع؟ آقا ما چه میدونم 800 کار کنیم، 800 مثل انسان بتونیم استراحت کنیم، اونایی که میخوان برن نماز بخونن، اونایی که میخوان برن تلویزیون ببینن، میخوان برن ورزش کنن، 800 انسانی زندگی کنیم، 800 بخوابیم. این خواسته قرن 19 هم بودش. این بود که آقا ما بتونیم دو روز در هفته، یه روز در هفته استراحت کنیم، از این سنی بعد که نمیتونیم کار کنیم بتونیم از حقوق تامین اجتماعی استفاده کنیم. بدن ما هر روز کار میکنیم مستهلک میشه مثل ماشین. خب پولی که از کارفرما میگیریم طوری باشه که استهلاکش بتونیم بپوشونیم. خب اینا خواسته های این آدما بوده و برای این مثلا قانون کار رو آوردن تو جهان. تو ایران هم همینطور. برای همین اگر به خود شما باشه، جفت شما دارین عملا از کارفرما دفاع میکنید. بیکاری دفاع نیست، منم دفاع نکردم. وضعیت موجود یعنی دیجیکالا میتونه بیشتر بده ولی نمیده. چرا؟ چون داره سوء استفاده میکنه از وضعیت بیکاری موجود. در واقع داره سوء استفاده میکنه. نه، نیازی نداره. ببینید وقتی پایه حقوق، وقتی پایه حقوق این مبلغه چرا باید بیشتر بده؟ تو هیچ کشوری نیست. خب الان سبد توزیع درآمد تو کشور ما درست نیست. یعنی اختلاف درآمد بین کارگر تا پزشک ما یه عدد 40-50 برابریه. این مشکل باید حل بشه، در صورتی که توی کشورهای دیگه این اختلاف نیست. مثلا فقط نه بیکاریه. وقتی این همه بیکار دارین، دیجیکالا میگه من این کارگرم از دست بدم، مثلا یکی دیگه کاری هم چه تو عرض کردم. اگر آره منم اجازه بدین بسیار خوب. آقای رحمانی جنبندی کنید و بعد دوستا دیگه هم خدا. آره من جنبندی کنم، اجازه بدید بریم دیگه، ان شاءالله به سحر برسیم. ساعت شده بعد به سحر شما آره بریم اونجا زرم استراحت کنیم. عرضم به حضور شما، آیا حسینی حرفی میزنه؟ میگه طبقه برنده و طبقه بازنده. اینجا الان کارفرما اون طبقه برنده هست که تحت هر شرایطی اون جایگاه خودش رو حفظ میکنه و هیچ توجهی به اون طبقه بازنده که الان شبیه توفیلی شده، هیچ کی مسئولیتش رو قبول نمیکنه، یعنی نه انتفاعش رو تا ته شیرش رو میکشه ولی هیچ مسئولیت و هیچ تعهدی رو حاضر نیست که در قبالش بپذیره. محصه ما دقیقا الان همینجاست که کارگر شده اون گروه و طبقه ای که عرضم به حضورشون هیچ کس مسئولیتش رو قبول نمی کنه. هیچ قانون درستی، قانونی هم که براش تعیین شده بود، هر سال هی دومش رو چیدن، هی پروبالش رو ریزوندن، هیچی ازش نمونده و الان هم توی سازوکار هیچ مقام و مسئولی در ارتباط باش هیچ صحبتی نیست. یعنی هیچ کس در ارتباط باش نه برنامه‌ریزی میکنه، نه صحبت میکنه، نه برنامه میده و نه چشمانداز درستی وجود داره. شما تو همه این چشماندازهایی که تو حوزه‌های مختلف عنوان میشه، برنامه‌ریزیایی که میشه، هیچ وقت اصلا در ارتباط با کارگر اینکه چشمانداز 10 سال آینده چیه نمیبینید. هر سال فقط سفره‌اش کوچیک‌تر میشه و یه سری اخبار توی رسانه‌ها میاد که یه کارگر باید 50 سال کار بکنه، هیچی نخوره، بتونه یه دونه خونه بخره. یعنی هی داره امیدش، آرزوهاش و برنامه‌ریزیاش کوچیک‌تر میشه بدون اینکه از طرف حاکمیت، حکومت و مسئولین یه امیدی بهش داده بشه که آقای کارگر تو دوره بعدی، 4 سال بعدی، 5 سال بعدی فلان اتفاق برات میفته. هر سال فقط اسفند ماه نماینده کارگر میشینه برای تعیین حقوق که اونم هیچ وقت اون چیزی نیستش که کارگر رو بتونه راضی بکنه. این زمانی میتونه به نظر من
این مسئله حدی امید داشت که حل بشه. یک تشکلی برآمده از دل خود کارگرها، خود مردم، و با روحیه عدالت خواهانه و مطالبه گرانه شکل بگیره و مطالبات اصلی و کارشناسی کارگرها رو بتونه به گوش حاکمیت برسونه. یعنی هم توی اون تشکل کسی از بدنه حاکمیت وجود داشته باشه که حرف کارگر رو بشنوه و منتقل بکنه، این پل رو هم میتونه رسانه بزنه به نظر من. بسیار عالی. خب حالا بس ما با این تمام میکنیم بحث رو، و من شخصا امیدوارم که رسانه حداقل توی 6 هفته آینده بتونه بخشی از مطالبات کارگرها رو جلوی نامزدها بذاره و نامزدها رو استنتاق کنه و مجبورشون کنه که بیان و در مورد این مسائل صحبت کنن. من از اینکه دوستان آوردم بالا بردم پایین مرتب و قطع کردم عذرخواهی میکنم. حدود 2 ساعت و 47 دقیقه صحبت کردیم، دیگه خیلی دیر وقت و میخوام دوستان برن. خیلی خیلی ممنون از آقای رحمانی، از آقای اسماعیل محمد ولی، از همه دوستان دیگه‌ای که، از آقای سباقی، از همه دوستان دیگه‌ای که اومدن، امیر خراسانی و این دوستی که از دیجیکالا قبلا کار میکرد. و من آدرس شما رو هم خواهم گذاشت در پایان این لایو برای کسایی که میخوان تماس بگیرن و گزارش‌های کارگری بدن. امیدوارم که این بحث‌ها در 6 هفته آینده فضای انتخابات رو پر کنه، نه بحث‌های نخود سیاهی و نه بحث‌های فریب دهنده‌ای که لحظه آخر با هیجانی کردن فضا شما رو دنبال چه می‌دونم آدرس غلط بفرستن. انشالله اموال خودتون، معیشت خودتون و خانوادتون برای 4 سال آینده در خطر. سعی کنید که با نگه داشتن یه دونه قاقالیلی فریبتون ندن و سوال‌های بنیادی‌تر کنید. شب همگی بخیر. خیلی خیلی ممنون که تا این موقع شب صبوری کردیم و پایین لایو بودیم.